پیشگفتار مترجم کاربرد عرفان در التیام رنجهای روانی از دیرباز مورد توجه روانشناسان و روانپزشکان قرار گرفته است اولین کسی که به این نکته اشاره کرد یونگ روانشناس و روانپزشک برجسته سوئیسی بود که اعلام داشت انسان قرن بیستم زیاده از حد اغلایی شده و تکیه افراطی به زمیر آگاه نموده و نیروهای دیگر انسان از جمله زمیر ناآگاه دست کم گرفته شدهاند تا بدان حد که ارزش های روحانی و غیر مادی انسان تحت شعاع امور مادی و جسمانی قرار گرفته است. انسان از قرن هجدهم به یاری روش های کاربردی قانون این همانی عرستو موفق به پیشرفت های شگفت آوری در علوم طبیعی و تکنولوژی شد که منجر به انقلاب صنعتی و سعادت مادی بشر گردید. که به بهای از دست رفتن بسیاری از نیروهای انسان و موقعیت کیهانی او و تضعیف ابعاد الهی آدمی و بالاخره موجب سرگشتگی انسان صنعتی شده است به قول حافظ عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند در جهان صنعتی عاقل به کسی گفته می شود که از قوانین وضع شده جامعه بدون چون و چرا پیروی کند و با آن هم رنگ شود و انضباط غالبی جامعه و برون از نفس انسان را بپذیرد و اگر تخطی کند همچون قطعی که کار یک ماشین را فلج می کند عضو نابه هنجار جامعه تلقی می گردد که باید تربیت و به راه آورده شود به گفته ملک و شعرای بهار عاقلانش با زنجیری دگر بر پا نهند روزی زنجیری از هم بکسلد دیوانه ای. هر بار کسی شهامت به خرج دهد و پا را از چارچوب مقررات موضوعه اکثریت بیرون گذارد، خاطی مردود و مطرود می گردد و بر سر جای خود نشانده می شود. در کل آنچه مبنای عمل در جهان صنعتی قرار گرفته دو دو تا چهارتای منطق عرستویی و نیز اصالت گرایی مشاهده و تجربه بود که البته در جای خود به هنجار و مفید فایده بوده اما هرگز کافی نبوده است. در قرن هجدهم نیز فلاسفه دیگر اشاراتی در این مورد کردند از جمله هگل فیلسوف معروف آلمانی و روسو به نوعی از خود بیگانگی در انسان اشاره کرده و بیان داشتند عقل جمعی جانشین عقل فردی گردیده است و بعدها مارکس مسئله را از دیدگاه محدودتر اقتصادی مطالعه کرده است اریک فروم روانشناس و جامعه شناس قرن معاصر به اهمیت فلسفه شرق و جای خالی آن بر ساختار جامعه صنعتی غرب تاکید کرده و بیان داشته که فردیت انسانها در قرن بیستم به بازی گرفته شده و آنچه فضایل و آداب جهان صنعتی نامیده می ابزاری برای دور کردن انسان از نفس خویش است شاید بتوان گفت که این ربایی خیام بیانی از این مقوله باشد آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند برون گفتند فسانه ای و در خواب شدند ابراهام مزلو روانپزشک برجسته میگوید انسان سالم چیزی بیش از انسان تطابق یافته با محیط است و معیارهایی برای سلامت روان بیان داشته که تجربه عرفانی از مهمترین آنهاست برای فهم بهتر این تجربه به حالات زیر توجه کنید رضایت خاطر حاصل از گذشت و رحمت پاک و بدون آلایش لذت ناشی از بخشش های مادی و غیر مادی بدون هیچ گونه چشم داشت و بازنگری لذت ناشی از حیرت از شکفتی‌های های عالم و تفکر پیرامون راز و رمز نظام آفرینش و اسرار کائنات و در کل زیبایی نهفته در ناشناخته ها تجربه سکوت پرمعنی، آموزنده و عبرتانگیز حاکم بر قبرستان و بازنگری هدف از زندگی به هنگام رفتن بر سر مقابر برای تجدید خاطره با مردگان، کسب رضایت خاطر از مشارکت در غم و شادی دیگران و زدودن غبار غم از چهره آنان و بدل کردن اشک دردمندی به لبخند کتابی که ترجمه آن به نظر خوانندگان محترم میرسد در زمینه روانشناسی عرفان نوشته شده و امید از جوابگوی سوالات و کنجکاوی شما در این بخش شورانگیز از روانشناسی باشد جمال حاشمی پیشگفتار معلف کلمه آب رفع آتش نمی کند. فرمول هاشتو کشتیرانی را ممکن نمی واژه باران انسان را خیس نمی کند. باید آب یا باران را واقعا تجربه کنید تا از معنی واقعی آن آگاه شوید. کلمات به تنهایی ممکن است شما را از تجربه واقعی دور کنند. تمام نوشته های من در این کتاب هم به همین شیوه هستند. اینها کلماتی هستند که برای راهنمایی شما برای تجربه مستقیم احساسهای معینی به کار رفتن. اگر مطالبی را که می نویسم به دل شما می نشیند و آهنگ آن در گوش شما آشناست و آنها را درست بی بسیار محتمل است که آن را بگیرید، به آن متصل شوید و تجربه خیشتن را بیافرینید. من به این اصول ایمان دارم زیرا همیشه در خدمت زندگی من بودند و کارایی داشتند و اکنون میخواهم این احساس را به شما انتقال دهم و تشریح کنم که چگونه در خدمت زندگی من بودند و کارایی داشتند شما هم در زندگی خود همانی را میبینید که باور دارید مثلا اگر همیشه به کمی ها و کاستی ها می و آن را در کانون و محفر و اساس تفکر خود قرار می دهید و ورد زبان خود می کنید مطمئن هستم که شاهد کمبودهای زیادی در زندگی خواهید بود. از سوی دیگر اگر به نیکبختی باور دارید و تنها به سعادت و نعمت و برکت می اندیشید و درباره آن گفتگو می نمایید و بر طبق اعتقاد خود عمل می کنید در آستانه این بخت و اقبال قرار می گیرید که به هر آنچه باور دارید نایل آیید. اولیور وندل هولمز گفت هرگاه ذهن آدمی به اندیشه نوینی دست یابد هرگز به عقاید قدیمی باز نخواهد گشت. اصولی که موضوع این کتاب را پدید آورده ممکن است شما را وادار به دیدن افقی تازه و گام نهادن به قلم به جدیدی نماید. اگر آنچه را می گویم باور کنید و در زندگی خود به کار بندید فکر شما دچار تحول می شود و چشمنداز تازهی در پیش روی شما باز می گردد و به موازه قبلی خود باز نخواهید گشت. واژه آن دو بار در عنوان این کتاب دیده شده است و هر دو بار به آن چیزی مربوط می شود که فراروی به فراسوی جسم عالم مادی نامیده می شود. اصطلاح فراروی به فراسوی جسم عالم مادی از این ناشی می شود که همه ما در ژرفنای قلب خود می دانیم که انسان چیزی بسیار بیش از یک جسم مادی محض و معنی و جوهر آدمیت نیروی توانایی تفکر و احساس کردن است و نیز برخورداری از یک هوشیاری عالی را در بر میگیرد و شامل آگاهی از یک هوشمندی بزرگ که فراگیر همه جهان است نیز می گردد. شما می توانید به بخش نامرئی خود دست یابید و از آن بهره گیرید و ذهن خود را به هر شیوهی که می خواهید به کار ببندید و آگاه شوید که بخش عمده آنچه آدمیت نامیده می شود همین قسمت است و انسانیت در جسم خاکی و مادی شما نیست بلکه بخشی بسیار الهی تر و روحانی تر است که به وسیله نیروهایی که همواره در کائنات فعال هستند رهبری می شود. اصول این کتاب با این بحث آغاز می شود که شما یک روح هستید با یک جسم و نه یک جسم به همراه یک روح و یک موجود روحانی هستید که دارای تجربه انسانی است و نه یک انسان دارای تجربه روحانی. من این اصول را با آوردن چندین مثال از تجربه هایی که بخشی از تجربه سفر خود من به فراسوی جهان مادی و جسم است تشریح کردم. اینها سیر و سیاحت های در عالم فوق مادی بودند که رهاورد آن الغای انتقال و یادآوری همین اصول در ذهن شماست. من میدانم این اصول همواره در جهان فعال و دست به کار هستند. از جمله همکنون که شما مشغول خواندن این سطور هستید اینها اصولی هستند که مستقل از عقیده شما پیرامون آنها عمل می کنند. درست همانند دستگاه گوارش و گردش خون که بدون یاری شما هم کار خود را انجام می دهند. خواه شما به شیوه کار آنها معتقد باشید. خواه نباشید آنها کار خود را می کنند. اما اگر تصمیم بگیرید که با اتصال به آنها و هماهنگ با آنها عمل کنید به سطح عالی تری از آگاهی ارتقا خواهید یافت و اگر اراده کنید به هوشیاری عالی تری دست خواهید یافت و افقی بسیار متفاوت در پیش روی شما پدیدار می شود و در روشنی و بیداری خواهید زیست و از آن لذت خواهید برد اما اگر در مقابل این تفکر مقاومت کنید و رو در روی آن بیستید و به همان شعار قدیمی خود که هر وقت آن را دیدم باور خواهم کرد بچسبید از آن سودی نخواهید برد اگر تمامی ساز و برگ ها و بازیچه های جهان را گرد آورید سختتر بکوشید تا مال بیشتری بیاندوزید به جای زندگی در سایه اخلاق با رسم و قانون زندگی کنید در عوض کیفیت درون و محتوا به حفظ ظاهر اهمیت دهید باز هم لنگان لنگان و با تردید و تزلزل با نوک پا به سوی چیزی متفاوت گام برمیدارید دارید و آنگاه در جای خود باقی می مانید تا زمانی که مقاومت شما در مقابل آن شکسته شود. این حرکت هرچند لنگان لنگان باز هم شما را به پیش می برد. زیرا انگامی که گام برداشتن به فراسوی جهان مادی را آغاز کردید و در مسیر بیداری و روشنبینی گام برداشتید دیگر بازگشتی در میان نیست و دانشی آنچنان نیرومند کسب خواهید کرد که در شگفت می شوید که چگونه توانستید بدون آن سالیان متمادی زندگی کنید زندگی در روشنی و بیداری چون چتر سعادتی بر سر شما خیمه میزند و در قلب خود احساس می کنید که در مسیر درستی قرار گرفته و حتی صدای اعتراض و انتقاد کسانی را که راهی غیر از این را انتخاب کردهاند نمی‌شنوید من هرگز تصور نمی‌کردم که نیاز به تحول دارم و هیچ برنامه برای تغییر حالات قدیمی خود و یا هدفهایی برای ایجاد بهبود در زندگی و بهروزی نداشتم. زندگی من به شیوهی که میخواستم میچرخید و من در اداره زندگی به نفع دلخواه خیش اعتماد به نفس داشتم. به لحاظ شغلی و حرفی بسیار موفق بودم و کمبودی در زندگیم به چشم نمیخورد. با این حال گام برداشتم به فراسوی جسم و جهان مادی بر شکوه و جلال و درخشندگی زندگی من افسوده است. چیزی که تا چند سال قبل تصور آن را هم نمی کردم. من در سال 1940 متولد شدم و از دو برادر خود کوچکتر بودم. هنگامی که ما سه برادر زیر چهار سال بودیم پدرم که هرگز او را به یاد نمی آورم ما را رها کرده و رفته بود من در آن زمان دو ساله بودم پدرم از هر لحاظ یک انسان ناراحت، مزاحم و بدبختی بود. هیچگاه در پی یک کار و شغل شرافتمندانه ای نبود. به حد افراد مشروبات الکلی می نوشید و مادرم را به لحاظ جسمی آزار می داد. از او کار میکشید و سوء استفاده میکرد از نظر کیفری تحت پیگرد بود و مدتی را در زندان گذرانده بود مادرم در یک فروشگاه به عنوان فروشنده شیرینی کار میکرد دستمزد هفتگی او که هفده دلار بود حتی کفاف هزینه ایاب و زها و مهد کودک ما را نمیداد در آن زمان هنوز برنامه کمک به کودکان فقیر، بینوایان، مؤسسات خیریه و خدمات اجتماعی از سوی دولت به مرحله اجرا در نیامده بود. سالهای اولیه زندگی خود را در پرورشگاه و خانه های مخصوص کودکان بی سرپرست گذراندم. مادرم گاهی به ملاقات من می آمد. تنها چیزی که از پدرم می دانستم همانی بود که از دیگران به ویژه برادرانم شنیده بودم. تجسم من از پدرم تجسم یک مرد بیبند و بار و خاطی متجاوز و بددهان بود که هیچ پیوند عاطفی با من و برادرانم نداشت. هرچه بیشتر پیرامون او میشنیدم نفرتم از او بیشتر میگردید و هرچه نفرتم افزون می گشت، خشمم زیادتر می شد. رفته رفته خشم من به کنج کافی بدل شد و مرتبا در پی یافتن او و ملاقات و رو در روی مستقیم با وی رویا می دیدم. کینه او در دلم جا گرفته بود و در وسوسه ملاقات با او برای گرفتن پاسخهای دست اول گرفتار بودم. در سال 1949 مادرم مجددا ازدواج کرد و توانست همه ما را در یک خانه گرد آورد و به این ترتیب خانواده متلاشی شده مجددا دور هم جمع شد هیچ یک از برادرانم به طور عادی اسمی از پدرم نمی بردند و هنگامی که من از او یاد می کردم و بحث او را پیش می آوردم با نگاه هایی به این معنی روبرو می شدم که این مرد به هیچ دردی نمیخوره چرا اصرار داری چیزهای بیشتری درباره اون بدونی اما حس کنجکاوی من همچنان ادامه یافت. هر شب خواب او را می دیدم رویاهایی که مرتبا تکرار می شد از خواب می پریدم و گریه می کردم و عرق می ریختم. هرچه بزرگتر می شدم برای ملاقات با او مصممتر می شدم و وسوسه یافتن او در من اوج می گرفت. خیشان پدری من که مراقب حال او بودند نشانه او را از ما مخفی می کردند. زیرا می ترسیدند مادرم به واسطه ترک خانواده و عدم پرداخت نفقه او را زندانی کند. اما من دست بردار نبودم. با اقوام پدریم و با خیشاوندانی که حتی آنها را نمی تماس گرفتم. به شهرهای دوردست مسافرت کردم تا همسران قبلی او را ملاقات کنم و از آنها بپرسم که او چگونه آدمی است اما این جستجوهای من همواره با ناکامی روبرو شد و خسته و مانده به بنبست میرسیدم تا آخرین شاهی پولم را خرج کردم و مجبور شدم به تعهدات شخصی خود عمل کنم و به خدمت نظام وظیفه بروم یا به دانشگاه وارد شوم و یا تشکیل خانواده بدهم در سال 1970 یک پیام تلفنی از یکی از عموزاده های خود که او را نمی دریافت کردم که شایعه در گزشت پدرم در نیو اورلان را شنیده بود. اما من در حالتی نبودم که آن را دنبال کنم در آن زمان دوره دکترای خود را میگذراندم و در شرف انتقال به نیویورک برای احراز مقام دانشیاری در دانشگاه سنت جانس بودم علاوه بر این درگیر ودار یک طلاق بودم که با درد عاطفی بسیار همراه بود در حرفه نویسندگی نیز با اشکال مواجه بودم برای مدت چند سال در نوشتن چند کتاب درسی در مورد مشاوره و روان درمانی به عنوان کمک معلف همکاری کرده بودم اما می که مایل به ادامه نویسندگی از نوعی که تنها برای شنوندگان حرفه‌ای مفید باشد نیستم و در این حال در دیگری به رویم باز نبود. در آن زمان با مشکل عجیبی روبرو شده و به لحاظ عاطفی گرفتار بودم یعنی جدایی از همسر. به لحاظ جسمی هم مشکل داشتم یعنی اضافه وزن و بیغوارگی. از نظر روانی نیز مواجهه با اشکال بودم یعنی یک مادی عملگرای محض بدون هیچ گونه تفکر عرفانی و متافیزیکی مرتبا در خواب می دیدم که مشغول کتک زدن پدرم هستم در حالی که او به من لبخند می زند رویاهای من در مورد پدرم زیادتر و خشونت بیشتری می آفد و در حالی که در اوج خشم بودم از خواب می پریدم. اما در این هنگام واقعی رخ داد که نقطه عطفی در زندگی من به شمار می آمد. در سال 1974 یکی از همکارانم در دانشگاه از من دعوت کرد که مأموریتی را در جنوب بپذیرم. او هماهنگ کننده یکی از برنامه هایی بود که به هزینه دولت مرکزی اداره میشد و میخواست میزان اجرا و سربخشی قانون حقوق شهروندان در ایالت جنوبی را بررسی کند و از من میخواست که به دانشکده دخترانه ایالتی میسیسیپی در شهر کلمبوس واقع در ایالت میسیسیپی بروم پس از آن تصمیم به رفتن گرفتم به درمانگاهی که اموزادم از آنجا به من تلفن کرده و اطلاعاتی راجع به پدرم داده بود زنگ زدم و معلوم شد پدرم ده سال قبل به علت بیماری کبدی و ناراحتی های جسمی دیگر درگذشته و جنازه او در شهر دیگری به نام بیلکس در فاصله 300 کیلومتری از کولومبوس دفن شده است با خود گفتم این فرصت خوبی است حال که برای ماموریت به شهری میروم که از مزار پدرم فاصله نسبتاً کمی دارد سری به او بزنم. هنگامی که ماموریتم در آن مدرسه به پایان رسید، تصمیم به ملاقات با پدری که هرگز او را ندیده بودم گرفتم. تا به هر قیمتی شده این فصل از زندگی خود را ببندم و فصل دیگری را آغاز کنم. با خود اندیشیدم که هر طور شده باید راه حلی برای این رابطه حل نشده بیابم. کنجکاف بودم بدانم که آیا پدرم به مقامات بیمارستان به هنگام مرگ گفته بود که دارای سه پسر است و باید نام ما بر روی گواهی فوت او ظاهر شود یا نه میخواستم با دوستان او در این شهر صحبت کنم که آیا هرگز نامی از ما میبرده یا نه آیا هرگز کنجکاو بود که محرمانه بداند همسر سابق و سه فرزند او در چه وضعی به سر میبرند چه چیزی برای او مهم بود قابلیت عشق ورزیدن او که شاید از نظر دیگران پنهان مانده چه اندازه بود و بیش از همه میخواستم بدانم او چگونه برای همیشه به زندگی خود پشت کرده و سربه نیست رفته بود همواره در پی دلیل قابل قبولی برای جفاهای او بودم تا مگر کینه مرا کاهش دهد و این حال خشم من نسبت به رفتار او مرتبا مرا آزار میداد و چون سایه با من بود در سن سی و سالگی مردی که ده سال قبل مرده بود هنوز از درون قبر مرا کنترل می کرد. یک اتومبیل نو صفر کیلومتر کرایه کردم تا به بیلکسی بروم هنگامی که در آن قرار گرفتم و در جستجوی کمربند ایمنی بودم دریافتم که قسمت سمت راست کمربند ندارد زیر صندلی جستجو کردم تا بدانم آیا پیچیده شده و در جایی قرار دارد بالاخره سگک آن را در حالی که با یک نوار چسبه نوار چسبه تا کرده به کف اتومبیل چسباند شده بود یافتم سگه که آن در یک در محفظه پلاستیکی پیچیده شده و یک کش پلاستیکی در اطراف آن قرار گرفته بود. هنگامی که نوار پلاستیکی را باز کردم، یک کارت پیدا کردم که بر روی آن چاپ شده بود هتل کندل لایت شهر بیلکسی ایالت میسیسیپی و با یک سری پیکان جهت هتل را نشان داده بود. این به نظر من عجیب آمد زیرا اتومبیل صفر کیلومتر بود و قبل از من کسی از آن استفاده نکرده بود به هر حال کارت را توی جیب پیراهنم گذاشتم و حرکت کردم هنگامی که به حومه ورودی شهر بیلکسی رسیدم به یک تلفن عمومی رفتم تا به گورستان شهر تلفن کنم ساعت چهار نیم بعد از ظهر روز جمعه بود و در دفتر تلفن شهر سه شماره تلفن بود اولیش خال بود دومی پاسخ نداد سوم شماره را که از دوتای دیگر جذبیتی کمتری داشت گرفتم صدای مرد مسنی از آن سوی خط پاسخ داد که در دفتر بررسی خواهد کرد که آیا شخص به این نام در آنجا دفن است یا نه پس از ده دقیقه درست هنگامی که من از انتظار لبریز شده و میخواستم گوشی را به زمین بگذارم و جستجوی خود را مکول به صبح دوشنبه ی هفته بعد کنم بازگشت و پاسخ داد آری پدر شما در اینجا دفن است و تاریخ دفن او را به من داد قلب من از شور و هیجان این لحظه تاریخی و موثر به تپش افتاد و از او پرسیدم آیا اجازه می دهد فورم به سر قبر پدرم بروم و آیا این ساعت روز برای این کار از نظر مقررات گورستان مناسب است؟ پاسخ داد آری به شرط آنکه قول دهید که به انگام ترک گورستان زنجیر درب ورودی را بر روی دروازه بگذارید قبل از اینکه من راجب به محل قبر پدرم سوال کنم پاسخ دادم پاسخ داد پدر شما در زل همجوار با هتل کندل لایت مدفون است از ایستگاه بنزین بپرسید که چگونه به آن سمت بیایید با دستهای لرزان کارت را از جیب پیراهنم درآوردم و به پیکانهایی که جهت هتل را نشان میداد نگاه کردم و دریافتم که سه ایستگاه از محل تلفن عمومی فاصله دارد بالاخره بر روی چمنهای گورستان سنگ قبری را یافتم که بر روی آن نام پدرم نوشته شده بود بر جای خود میخکوب و مبهوت شدم برای اولین بار به مدت دو ساعت و نیم با پدرم صحبت نمودم و با صدای بلند گریه کردم و حرف زدم و به اطراف خود توجهی نداشتم از قبر پاسخ میخواستم با گذشت ساعات شروع به احساس آرامش کردم و عمیقا راحت و بسیار ساکت شدم سکوت و آرامش سراپای مرا فرا گرفت مطمئن بودم پدرم در کنار من است و دیگر با سنگ قبر سخن نمیگویم به طریقی غیر قابل توصیف در حالتی بودم که هرگز نتوانستم و هنوز هم نمیتوانم برای دیگری تشریح کنم هنگامی که این گفتگوی یک جانبه را مجددا آغاز کردم خطاب به پدرم گفتم من به طریقی فکر می که امروز به اینجا فرستاده شدم و شما هم به نفعی در اون دخالت داشتین من نمیدونم شما نقشی دارین یا نه و اگر دارین از چه قراره همه میدونم که زمان اون فرا رسیده که این همه خشم و کینه دردناکی رو که برای سالیان دراز با خود حمل کردم به دور افکنم میخواهم بدون که از همین لحظه همه این ماجراها و احساسها پایان یافته و همه چیز بین ما تموم شده و شما رو میبخشم. نمیدونم که انگیزه شما از کارهایی که کردین و شیوهی که زندگی خودتون رو سپری کردین چه بوده؟ میدونم که بخش زیادی از عمر خودتون رو در سرگردونی و بیکسی گذروندین در حالی که میدونستین جاره سه تا فرزند هستید که روی اونها رو نخواهید دید و آرزوی دیدار اونها رو به گور خواهید برد هرچه بود مرا هم آزار میداد و جریه دار می کرد. می خوام که دیگر افکار متشنج و نفرت انگیز در مورد شما نخواهم داشت و هر زمان که درباره شما بیاندیشم همراه با عشق و محبت خواهد بود. من تمام این افکار آشفته و پریشان را از درون خود به دور افکندم و در تای قلب خود می دانم که هر آنچه را کرده اید در حد فهم و در شرایط زمان و مکان شما بوده. با اون که هیچ خاطری از شما ندارم و به یاد ندارم که شما را دیده باشم. با اون مشتاقانه رویای ملاقات رو در رو با شما و شنیدن حرف های شما را می دیدم، اجازه نمی دهم این افکار پریشان و آشفته مانع احساس عشق من به شما بشود و مرا از شما دور کند. در حالی که در آن گورستان ساکت و خاموش و دور افتاده در ایالت میسیسیپی ایستاده بودم سخنانی به زبان آوردم که هرگز فراموش نمی کنم. زیرا سرمشق و راهنمای من در پیمودن راه زندگی و به قرار زیر است من به شما عشق میورزم من به شما عشق میورزم از صمیم قلب میگویم من به شما عشق میورزم در یک لحظه عرفانی یک تجربه تقاضای گذشت و رحمت برای مردی که پدر من بود و برای کودکی که خود من بودم کردم و میخواستم که پدرم را بشناسم و به او عشق ورزم و محبت کنم نوعی احساس صلح و صفای درون و پاکی و شفافیت روح کردم که برایم تازگی داشت گذشت و رحمت آغاز تجربه نوینی در زندگی من بود هرچند که در آن لحظه از آن آگاه نبودم و در آستانه ورود به عالمی بودم که در آن روزها حتی تصور آن را هم نمی کردم. هنگامی که به نیویورک بازگشتم شاهد بروز معجزاتی یکی بعد از دیگری در زندگی خود شدم کتاب نقاط ضعف شما را به آسانی نوشتم عواملی از طریق یک سلسله شرایط عجیب و درست در لحظه مناسب در زندگی من ظهور کردند با مدیر اجرایی شرکت انتشارات کرادل ملاقات کردم و چند روز بعد به من زنگ زدند که بگویند تصمیم به چاپ کتاب من را گرفتن. در هر گام در جریان چاپ کتاب نقاط ضعف شما معجزه دیگری در انتظار من بود که تحقق یافت رویدادهای شگفتآور و شکوهمند به دفعات دلپذیر به وقوع پیوستند هر زمان که نیاز به کمک کسی داشتم مناسبترین فرد ممکن جلوی پای من سبز شد تماس های بسیار کامل و دلچسب ناشی از عجیب ترین اتفاقها و تصادفها حاصل شد. برنامه های سخنرانی من افزایش یافت و این سخنرانی ها در حضور شنوندگان بدون هیچ گونه کوشش به بهترین وجه برگزار شد. با اینکه گاهی 6 الا 8 ساعت در سمینارها سخن می گفتم استفاده از یادداشت را کنار گذاشتم زندگی شخصی و خانوادگی من بلافاصله رو به بهبود گذاشت. سخنرانی های من بدل به نوارهای جالبی شده بودند. تصمیماتی را که سالها پیرامون آنها فکر کرده بودم به مرحله عمل درآوردم. با آن چیز حرکت سریع به جلو نامیده میشد به موقعیت های نایل آمدم که بیشتر معلفین آرزوی دیدن آن را در خواب می‌کردند. کتاب من فروش کتاب در ایالات متحده امریکا بود و برای سخنرانی بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شدم. در سالهای بعد به نظر می رسید که نوشته های من مرا به جهت تازه می برد. از نوشتن کتاب چون چه تدابیری برای درک نفس بهتر برگزینیم به نوشتن کتاب های تحت عنوان چگونه بدل به انسانی خود بیانگرتر و برجسته بشویم به سطح بالاتری از نویسندگی راه یافتم و از قلم فرسایی در مورد چگونه به مردم بگویند فلان کار را بکن به نوشتن پیرامون اهمیت تعالی جویی و ترفی نفس به سطوح عالیتر ارتقای مقام یافتم. امروز به این نتیجه رسیدم که تجربه احساس گذشت و رحمت من درست در همان لحظه ای که از احساسات منفی خالی بودم آغاز ارتقا به فراسوی جسم و جهان مادی بود. این اولین بار بود که شاهد بهرهگیری از نیروی ذهن خود برای فراروی به فراسوی آنجا قبلا محدودیت های جهان مادی و جسم خاکی می دانستم بودم. پیکاسو گفت: همانطور که مسلمانان هنگام ورود به مسجد کفش خود را جلوی درب از پا در می آبرند، من هم هنگام کار کردن جسم خود را در خارج از اتاق کارم می گذارم. من نیز در آستانه نوشتن این کتاب همین کار را کردم و جسم خود را در بیرون جای گذاشتم. منظور این است که همه رنج ها درد و مزاحمت هایی را که جسم آن مبتلاس کنار نهادم و ذهن خود را آزاد گذاشتم که به قلم هنر نویسندگی من وارد شود به جهانی ورود کند که در آن یک نویسنده محض بودم در جهان تفکر مطلق هیچ حد و مرزی وجود ندارد محدودیت تصور و تخیل شما کجاست آن جزی از من که تفکر من است انرژی خالص است که افکار و اندیشه های مرا آزاد می گذارد تا در ذهن من با هم الفت و پیوند گیرند و نظم و ترتیب یابند و سپس از طریق ماشین تحریر به عالم مادی گام نهند و موجودیت یابند. بدون هیچ عذر و بهانه بدون خستگی بدون ترس بدون استراب و فارغ از دودلی و غم تنها یک جریان انرژی که به طریق از سوی من به طرف شما آزاد از هر گونه محدودیت جریان مییابد هنگامی که این کلمات و اندیشه ها را می آفرینم می دانم که مالک آنها نیستم و تعلق به من ندارند. من صرفا مجرایی هستم که اگر به روی آنها باز بشوم و گرایش و چسبندگی به چیزی نداشته باشم و همانند پیکاسو جسمم را دم در ورودی جا بگذارم از طریق من جاری می شوند و بدل به انسانی می شوند که جزی از جریان عمل آفرینش و خلاقیتی است که از هوشیاری و بیداری در زندگی ناشی می شود. زندگی در بیداری و هوشیاری و پاداشی که به همراه آن است همه نتیجه تحول روانی نامرئی و گامبرداری به فراسوی جسم خاکی است که موضوع این کتاب می باشد. برای نیل به بیداری و هوشیاری باید با مفهوم حقایق به ظاهر متضاد آشنا شوید با آنها خوب بگیرید و با آنها راحت باشید زیرا شما خود در هر لحظه از زندگی خیشتن مجموعی از ازداد هستید موجود متضاد متحرکی هستید که راه می رود، صحبت می کند و نفس می کشد و این قانون خلقت است. و تا زمانی که به جمع تضادهای از قبیل آنچه که در زیر ذکر می شود خو نگیرید آنها را نپذیرید و با آنها راحت نباشید در آشفتگی پریشانی سرگشتگی و سردرگمی خواهید بود مثلا شما هم جسم هستید همراه با کلیه قوانین ویژه آن و هم روح با قوانین و مقرراتی متفاوت و متضاد با آن شما هم محجوب هستید و هم در عین حال متجاوز در قالب یک جسم هم تنبل هستید و هم سخت گوش بیشترین تقدیر و تحسین را هنگامی به دست می آورید که کمتر در قید و انتظار آن هستید هرچه بیشتر آب را در مشتهای خود بفشارید مقداری کمتری در دست شما جا می گیرد عیبهایی را که در دیگران میبینیم و از بابت آن ناراحت میشویم همان صفاتی هستند که خود باید از آنها بیاموزیم ما نمیتوانیم به آهن ربایی دست یابیم که تنها قطب شمال را داشته باشد هرچه آن را قطعه قطعه کنیم همیشه با یک قطب جنوب روبرو خواهیم شد سنویت یا دوگانگی همیشه و در همه جا هست با مردود شمردن یک مفهوم با یک گوش از ذهن بدانید گوشه دیگری در ذهن شما وجود دارد که آن را میپذیرد ممکن است نیمه چپ مغز شما که تنها حساب دو دو تا چهارتا را نگاه میدارد عقلا چیزی را رد کند اما نیمکره راستی هم در بین هست که عالم کشف و شهود نام دارد و از داد را با یکدیگر سازگار می سازد و اجازه می دهد که در کنار یکدیگر به آسودگی زندگی کنند. تا هنگامی که با صفای درون به این مفهوم خو نگیرید و معنی آن را درک نکنید و با مفهوم آن آرام و آسوده نباشید و تا زمانی که به وضعیت خود به عنوان یک موجود هم جسمانی و هم روحانی هم مادی و هم غیر مادی احاطه نیابید و آن را قبضه نکنید با حقیقت متناقض در جنگ و ستیز و دست به گریبان خواهید بود. من از یک چیز مطمئن هستم و آن این است که با تماس و گفت و شنود با این اصول جهانی و قوانین کائنات به وسیله نوشتن پیرامون آنها و لمس کردن آنها در زندگی روزمره به انسان نوینی متحول شدم. انسان نیک بختر، شادتر، هدفمندتر، سرزنده ترم، که هرگز آن را به خواب هم نمی‌دیدم و حالا امیدوارم بتوانم در این کتاب مطلب را پیش چشمان شما باز کنم و انرژی و فعالیت‌های خود را بنمایانم و شما را یاری دهم که زندگی خود را در جهتی مثبت و شورانگیز سوخ و بهبود دهید با تقدیم پرتوی از عشق برخواسته از قلبی روشن وین دایر 1989 فصل اول فراروی به فراسوی جسم و عالم مادی یا تجربه روح من تصور دروازه ای را می کنم که پس از عبور از آن دیگر راه بازگشت به جهانی را که قبلا در آن می زیستم ندارم و این تشبیه من است از عالم ماورای ماده یا فراسوی جسم خاکی و یا وارستگی به معنی رستن از جسم خاکی جسم ما موجودیت فیزیکی ما را شامل می شود که در برگیرندی تمامی خواص فیزیولوژیک ماست و مشتمل است بر وزن، قسطخانه ها، شریان ها، دستگاه گردش خون، پوست، چشمان، ناخون ها، قلب، ششها، ها، کلیه ها و اعضای دیگر که جسم ما را تشکیل می دهند ما در مقام انسان چیزی بیش از یک مشت گوشت و پوست و استخان و اعضای مشابه آن هستیم هر عضوی که در جسم خود میبینم نظیر آن را در جسم سگ خوک و یا اسب نیز میتوان یافت اما بود منحصر به فرد ما که 99 درصد از موجودیت ما را تشکیل میدهد نامرئی بیبو و غیرقابل لمس است و حواس پنجگانه که تنها نسبت به جهان جسمی و مادی حساس است در آن راه نفوذ ندارد بخش بزرگ وجود ما در فراسوی جسم ما قرار دارد ذهن یا افکار یا احساس هوش عالیتر یا هر نام دیگری که به آن بدهیم فاقد حالت جسمانی است و افکار آگاهی و وجود معنوی ما را در بر میگیرد و ماهیت مادی ندارد جسم شما پیرو قوانین جهان مادی است و در طول زندگی شما چندین بار تغییر شکل می دهد. هر سلول در بدن شما هر هفت سال یک بار تغییر می کند. اما روان شما همچنان پایدار است. شما زمانی یک طفل نوزاد بودید و بعد بدل به یک کودک نابالغ و سپس یک نوجوان شدید و حال موجود دیگری هستید که بستگی به سن فعلی شما دارد و بعد بدل به چیز دیگری خواهید شد. جسم شما به دفعات متعدد تغییر شکل می دهد اما روان شما همچنان پابرجا و بدون تغییر باقی میماند و انگامی که این مفهوم را درک کردید در آستانه عبور از دروازه‌ای که نام بردم قرار خواهید گرفت هر چیزی که ساخته و پرداخته دست انسان است در ابتدا با یک اندیشه یا تفکر یا ایده یا بینش یا الهام یا تصویر ذهنی آغاز می گردد. و سپس به طریقی منجر به خلق فراورده تازه می گردد. در این لحظه که مشغول نوشتن این کتاب هستم افکار خود را به ماشین تحریر انتقال می دهم و فراورده جدیدی که کتاب نام دارد خلق می کنم. هر یک از ما در هر روز هزاران بار این مراحل را طی می کنیم. و نهایت کار آن است که بدل به موجودی میشویم که از محدودیت های جسمی خود فراتر رفته و دیگر اسیر و برده جسم خود نیستیم. هنگامی که تنها در قالب جسم خود هستیم در جهان محدودیت های مادی زندگی می کنیم. محدودیت هایی که بر جسم ما حاکمند حدودی هستند که امور را بر ما تحمیل و مرزهای پیرامون ما ترسیم می کنند که از آنها فراتر نمی توانیم برویم. مثلا قادر به حمله بیش از مقدار معینی وزنه نیستیم توان دویدن با سرعتی بیش از مقدار معینی را نداریم بیش از یک میزان مشخص نمی توانیم کار کنیم اینها تمام محدودیت هایی هستند که ماهیت مادی دارند حال تصور بخشهایی از خود را کنید که بی حد و مرز هستند. افکارتان هیچ محدودیتی برای نیروی اندیشیدن ندارد. شما می توانید تصور انجام هر کاری را بکنید. می توانید در عالم تفکر محض و فارغ از جسم خود ارتباط کامل با طرف مربوطه داشته باشید. هر چیزی باشید به هر نقطه بروید تمام خواسته های خیش را تجربه کنید من به شما قول می دهم که می توانید بخش زیادی از زندگی خود را در جهانی والاتر از جسم خاکی خود زیست کنید. یعنی در فرارفتن از جهان مادی و در عین حال می توانید به جسم خیش احترام بگذارید. آن را قبول کنید نیازهای آن را بپذیرید و پیامهای جسمی خود را با عشق و علاقه دریافت کنید و بدانید که این جسم خاکی و پیامهای آن در خدمت خیشتن واقعی شماست در فرهنگ ما امریکایی ها بیشتر تاکید بر ارزش های برونی یعنی سر و سیما و چهره مادی است توصیه من این است که توجه و تاکید به خیشتن معنوی ما یعنی روان ما شود و به یاد داشته باشیم که جسم تنها میزبان خیشتن واقعی ماست که خیشتن واقعی ما یعنی روان را در خود جای می دهد. با تمرین کافی در این زمینه می توانید تمام محدودیت ها را از زندگی خود بزدایید و از جسم خاکی خود فراتر روید. همانطور که پال در رومن پند می دهد هرگز به این جهان خاکی دل نبندید. با تازه کردن دلهای خود از جسم مادی بیرون آیید و به نیکی ها روی آورید. به آن چیزهایی که به قلوب روشن راه میابند پناه آورید به آنجا که کمال مطلق است یعنی درگاه خداوند این همان مرحله اطلاع و ارتقا و عروج به جهان غیر مادی است و مرحله ای است که نه تنها می توان در آن با معجزه زیست بلکه می توان معجزه‌گر نیز بود شما می توانید بدون رفتن به کلاس متافیزیک و یا داشتن یک معلم در این زمینه در سطوح بسیار عالی تری زندگی کنید و این کار را تنها با اعتقاد به اینکه شما بیشتر یک روح هستید در جسم خاکی و نه یک جسم خاکی که روح در آن دمیده شده انجام دهید و به این وسیله یک زندگی بدون محدودیت برای خود خواهید آفرید و شاهد وقوع معجزاتی در زندگی خود یکی بعد از دیگری خواهید بود تنها به این دلیل که انتظار روی دادن آنها را دارید در واقع شما خود بدل به یک انسان مجز آفرین خواهید شد به عنوان مثال شاهد شفا یافتن بیماری های جسمی خود خواهید بود عادات مزره مانند پرخوری و یا عدم تمایل به ورزش را ترک خواهید کرد و به این هدف ها بدون تنظیم یک برنامه مشخص و یا هدف گذاری و یا تحمیل انضباط سخت به خیشتن نائل خواهید آمد. آداد تازه خود به خود در پی شکر گذاری از بابت آنچه هستید و پذیرفتن خیشتن به همان صورتی که هستید به شما روی می آبرن. اعتقاد شما به توان جسم خود در شفا بخشیدن به خیشتن بازتابنده این حقیقت به شما خواهد بود که از این جسمی که چون معبدی گرانبها روان شما را در خود جای می دهد چگونه مراقبت کنید. با آگاهی از اینکه روان تفکر و موجودیت معنوی شما هرگز نمیمیرد ترس شما از مرگ محو میگردد بدانید که افکار و روان هرگز نمیمیرند و تمامی هستی کائنات را انرژی تشکیل می دهد و اگر در هستی خود به این مطلب ایمان بیاورید هرگز از مرگ نخواهید ترسید چند سال قبل یک بانوی زیبا به نام زائر صلح و صفا به این سرزمین سفر کرد و پیام عشق و صلح جویی و تعالی نفس و وارستگی را در این سرزمین پراکنده کرد. او برخی از ویژگی های اطلاع شخصیت یعنی وارستگی را به شرح زیر برشمرد. برخی از علایم و نشانه های برخورداری از صلح و صفای درون. گرایش به تفکر و رفتار خودانگیخته و ابتکارآمیز به جای تفکر و رفتار بر اساس ترسها و تجربیات گذشته توانایی بدون خدشه در لذت در هر لحظه از زندگی عدم تمایل به ارزشیابی دیگران و قضاوت در مورد آنان توضیح مترجم سعدی پند می دهد. تو خاموش اگر من به هم یا بدم که هم مال سود و زیان خودم چو ظاهر به افت بیا راستم درشتی مکن بر کم و کاستم پایان توضیح مترجم عدم تمایل به تعبیر و تفسیر رفتار دیگران عدم تمایل به جنگ و ستیز و کشمکش فراغت از نگرانی و تشویش خاطر احساس کلی سپاس و تقدیر و برخورد تحسینامیز با رویدادهای زندگی احساس خوشنودی در همبستگی با دیگران و طبیعت لبخند به زندگی و ارائه چهره متبسم به سوی جهان استعداد روزافزون در دریافت عشق و محبت از دیگران و تمایل بیچون و چرا برای گسترش آن همه اینها ها هایی هستند که در وجود شما به ودیعت گذاشته شدند و اگر به آنها ایمان بیاورید زندگی برای شما بدل به یک سفر پرشور و هیجان و آکنده از لذت و شادی و در عین حال با هیبت می شود. آن بخش از وجودتان را که برای مدتی مدید در جسم خاکی خود زندانی کرده اید و به این واسطه محدودیت های فراوانی به آن تحمیل نموده اید آزاد می گردد و چشمنداز تازهی در برابر دیدگان شما می گوشاید. امور زندگی را آسانتر خواهید گرفت. و با نفس خیشتن و درون خود در صلح و صفا خواهید بود و صفا و سازشی را که در سر راه شما قرار می گیرد تحسین خواهید کرد و از ژرفنای نفس خود میدانید که در معرض تهدید ناشی از اعمال و دیدگاه های دیگران نیستید شادی و لذت بیشتری از زندگی دریافت می نمایید زیرا این همان چیزی است که از خود،, از خود ساتر می کنید پذیرفتن دیگران با نقط نظرهای مخالف و متفاوت برای شما آسانتر تر می شود زیرا میدانید آبروی شما در دست کسی برون از نفس شما نیست از آسایش ناشی از بیرون افکندن کینه و نفرت و درد و رنج از دل خود لذت بزرگی میبرید برای بزرگ کردن و ثبوت شایستگی خود دیگر لزومی به رودررویی و کشمکش با مردم نمی بینید. شروع به بهرهگیری از نیروی خارق العاده ذهن خود می کنید و با آرامش و صلح و صفا در اون نگری می نمایید. هرچند که ذهن دیگران در مورد شما ممکن است گیج و آشفته باشد بدل به یک نیروی بزرگ ذهنی خاموش می شوید. و در سکوت نیروی خود را ابراز می دارید. چیزهایی در مورد خیش کشف می کنید که هرگز از آن آگاه نبوده اید. به عقل کلی که در کالبد همه کائنات است متصل می شوید و به فضای معجزه آفرینی که در آن امکان تجسم هر چیز موجود است دست می آبید. من بر این باورم که یک هوش متعالی و کمال یافته اما نامرئی و غیر قابل لمس و غیر قابل استشمام وجود دارد که پشتوانه فکری و پشت و پناه همه جسم هاست. برخی آن را قدرت حضرت باری تعالی گروهی نیروی زندگی ادهی هوش متعالی و بعضی روح مقدس خداوندی می نامد. عنوان هرچه میخواهد باشد مهم موجودیت آن است احساس آن همانند آنچه یونگ ابراز کرد می باشد که روزی شخصی از او پرسید آیا به وجود خداوند معتقد است؟ پاسخ اولیه که از دهانش پرید منفی بود اما پس از لحظه گفت من بر این باورم که خدایی وجود دارد یک درخت را بنگرید و لحظه ای در هوش آفریدگار درخت بیندیشید. همان هوشی که زامن و سانه رفتار منظم درخت است. برکا در فصل معینی نو می شوند و بعد خزان می کنند. شیره گیاه بیرون می آید و در موقع مناسب شکوفه می کند. یک درخت چیزی بیش از یک ماده ساده و محس است دارای نیروی زندگی است که زامن حیات اوست ما این نیرو را نمی بینیم اما وجود آن یک واقعیت است من در این روزها اغلب به پوست پشت دستم می نگرم. هنگامی که آن را نیشگون می گیرم، دیگر مانند زمان گذشته فوراً به حالت اولیه خود بر نمی گردد و مدتی درنگ می کند. چین و های اطراف چشمم هستند که سابقا نبودند. موهای سرم را از دست دادم، موهای تازهی در گوشهایم می و شاهد یک تغییر و تحول دائمی در جسم خود هستم. اگر بر این باور بودم که هر چه هستم همین جسم است و نه چیزی بیش از آن بدون شک از بابت تغییرات جسم خود افسرده و پریشان خاطر می شدم. اما می دانم که چیزی بیش از این جسم هستم و می دانم روحی در کالبد من وجود دارد. می دانم که من یک روان هستم در یک جسم و نه یک جسم که روان در آن وارد شده باشد به عبارت دیگر اصل روح است و نه جسم و این همان چیزی است که برخی آن را گوهر آدمیت مینامند من آن را هستی و یا نفس خیشتن مینامم و آن شیره و اساره موجودیت و گوهر هستی ماست بزرگترین تفاوت بین من امروزی و من چند سال قبل در این است که آگاه شدم که تنها یک جسم خاکی نیستم و یک روان بزرگ و هوشمند در پس این جسم مادی نهفته است. باک مینستر فولر گفت 99 درصد از موجودیت ما نامرئی و غیر قابل لمس است. آنچه کیفیت زندگی ما را تعیین می کند، توانایی ما در گام نهادن به فراسوی جسم خاکی ماست. بزرگترین تحولی که در زندگی من رخ داده و تفاوت من از گذشته این است که می توانم بگویم من نیروی تفکر و احساس دارم و این گفته را با تمام وجود ابراز و تجربه و احساس می کنم. من در طول زندگی خود نقش های مختلفی را ایفا کردم و بر این باورم که این نقش ها خیشتن واقعی من هستند و هر چه که می کردم نماینده ذات و جوهر هستی من بوده است. جسم من شاهد همان تجربه بوده که خود آن را برنامه ریزی و انتخاب می کردم و در عین حال می توانم جدا از جسم خود اعمال و حرکات جسم خیش را مشاهده کنم که وظایف مربوط به زندگی خاکی مرا انجام می دهد. مثلا کار می کنم، عرق می ریزم، تنیس بازی می کنم، می نویسم، در حضور جمع سخنرانی می کنم، با همسرم عشق بازی می کنم، در کنار ساحل دریا قدم می زنم، قبوز ماهانم را میپردازم پردازم. سعی در پسنداز پول می کنم. با تلفن در مورد سرمایه گذاری هایم صحبت می کنم. فرزندانم را در آغوش می کشم و نوازش می کنم. و امور و سرگرمی های دیگری برای خود بر می گذینم و به انجام می رسانم. هنگامی که جوهر هستی، روان و معنویت من با کردار من همسو و متحد می شوند و رفتار من به اصطلاح از تای دل و صمیم قلب و ژرفنای روان من برمیخیزد کیفیت این اعمال و نقش ها به شیوه جادویی افزایش می یابد و نیرومند می شود. هنگامی که آن بخش نامرئی و غیرقابل لمس یعنی من پشوانه اعمال من می گردد در میابم که موجودیت من تنها این جسم خاکی و موجودیت مادی من نیست. هنگامی که احساسها و افکار خود را به اعمال جسمی خود مربوط می کنم یعنی اتصال جسم و روان یک تعادل و هماهنگی، تمامیت و فردیتی تجربه می کنم. توان زیستن در یک زندگی معنوی و تفکر به خودی خود یک معجزه واقعی است که من جزئی از آن هستم. هیچ کس نمی تواند در پس دیدگان من و یا در داخل مغز من جای بگیرد و واقعیت درونی مرا تجربه و احساس کند. به همین نحو من هم نمی توانم درون جسم دیگری راه یابم و تبدیل به آن شخص بشوم. اما می توانم خود را آزاد بگذارم که در عوض, در عوض جسم بدل به روان خود شوم. من امروز طوری زندگی می کنم که گویی آن هوشمندی بزرگ و عقل کائنات که در تمامی موجودات زنده از جمله خود من عمل می کند جوهر و ذات واقعی زندگی من است من دیگر ترسی از مرگ ندارم زیرا میدانم ما هرگز یک جسم خاکی تنها نبوده ایم و همیشه در پویایی و تغییر و تحول از یک حالت به حالت دیگر هستیم و هرچند به نظر می رسد که جسم مادی ما می میرد اما افکار و روان ما هرگز نمی میرد. بزرگترین تحولی که در اخلاق من روی داده احساس دلسوزی و همدردی است که در سالهای اخیر در من ایجاد شده در گذشته من تنها در جهان خودم زندگی می کردم و نسبت به دیگران بی بودم به بیان دیگر خود را بیشتر به انرژی درونی همه اشکال زندگی متصل می بینم. مثلا در گذشته برای سخنرانی به شهرهای مختلف مسافرت‌های متعدد می کردم و همیشه در داخل هواپیما هنگام سوار شدن بدون اعتنا به دیگران از بین مسافران هواپیما به طرف صندلی خود میرفتم و توجهی به حال کسی نداشتم اما حالا مسافران را برای گذاشتن کیفهای دستی خود در محفظه بالای صندلی یاری می دهم. در صورتی که در چند سال قبل با فشار بدن به همان مسافر به این سو و آنسو می رفتم. و حالا به این احساس تازه خود عشق میورزم زیرا افق جدیدی را به روی من گشوده است و مرا به انجام امور بزرگتری رهنمون شده که البته در این حال در دیگران هم یک حالت عشق و محبت نسبت به من برانگیخته است همچنین بدون انجام هیچ کوشش آگاهانه شاهد پدید آمدن نوع تفکر تازه در خودم هستم اشتیاق درک مطالبی را دارم که سابقا در نظرم تیره و گنگ و نامعنوس می آمد. از خواندن مقالات پیرامون واقعیت کوانتومی، نسبیت، متافیزیک و افکار و عقاید شرقی لذت می برم و شروع هیجان می آبم. در صورتی که در گذشته آنها را غیرقابل فهم و حتی چرت میدانستم. در کتاب فروشی ها بیشتر به بخش مربوط به فلسفه اصر جدید و متافیزیک جذب می شوم و افسوس می خورم که چرا فرصت مطالعه همه این کتاب ها را ندارم. شروع اشتیاق بیشتری برای این رد مطالب یافتم اما مهمتر از آن به نظر می رسد که این موضوعات بیش از پیش در غالب ذهنی من می گنجند. ذهن من بیش از پیش بر روی هر آنچه که در جهان یافت می شود باز است. بینش من برای کشف همه چیزها رساتر و از هر گونه تأصف و قضاوتی که در گذشته افق دید مرا تیره و تار می کرد فارغ است. جالبتر آنکه همه این موضوعات معنی بیشتری برای من دارند. من چیزهایی را درک می کنم که در گذشته برایم گیج کننده و مبهم بودند و این یک هوشیاری و بیداری ذهنی تازهی برای من است و باید اعتراف کنم بهت زده و شیفته جلال و شکوه آن هستم و احترام عمیق برای آن دارم گاهی کتابهایی میخوانم و به نوارهایی گوش میدهم که با شور و هیجانی که در درونم پدید میآورد مرا تکان میدهد درست نمیدانم این در اثر فکر روشن و بازی است که برای پذیرفتن این اندیشه های تازه دارم و یا به واسطه هوشیاری و بیداری بیشتری است که از طریق مطالعات خود یافتم اما به هر جهت به این حالت جدید خود عشق میورزم و بالاتر از آن عاشق این هستم که شما و دیگران را هم در این لذت با خود سهیم کنم درست مانند این که در یک لحظه همه تعالیم آموزگاران بزرگ اخلاق و معنویات انسانی را درک کرده و با آنها زندگی می کنم. اما آموختن نه به وسیله دوره های پر طول و تفسیر مطالعاتی و یا سعی در بهبود آگاهی معنوی خود بلکه به سادگی با ایجاد تغییر و تحول در خیشتن و دستیابی به نفس تازه‌ای آکنده از تحسین و تحیر از فضای معجزه آن همچنین وابستگی به مادیات و حرس تملک در من کاهش یافته است من دیگر هویت خود را در شرح پیشرفتها و سوابق خیش جستجو و شناسایی نمیکنم درست مثل این است که هستی من بدون حد و مرز است آنقدرها در تعریف و توصیف نفس خیش سفت و سخت نیستم. احساس می کنم که میتوانم از جسم خود جدا شوم و خود را آزاد بگذارم که هر آنچه می خواهم بشوم بدون آنکه مجبور شوم خود را به وسیله کردار خود توصیف و تعریف کنم. من به وسیله علم و هستی درونی خود توصیف می شوم که اعتنایی به توصیفگرهای برونی ندارد دیگر برایم مهم نیست که به چه پیشرفت هایی نائل می شوم زیرا به بشریت احساس تعلق می کنم بچه از پا و عناوین شخصی دیگر برای من لزومی ندارند مطالب فوق به این معنی نیستند که دیگر کرداری از من سر نمیزند بلکه کردارم از طریق تعریف و توصیف من از خویشتن تحقق مییابد و عنوان میشود هر چه کمتر به نداهای برونی بچسبم و اهمیت کمتری برای آنها قائل شوم محدودیتهای کمتری برای خود ایجاد میکنم تا زمانی که از نداهای درونی خود یعنی تنها ندایی که می توانم بشنوم پیروی می کنم احساس قدرت و شایستگی در هر زمینه می نمایم. هر کسی که سعی در کنترل کردن و یا قضاوت و ارزشیابی من می کند در شور و هیجان احساساتی من مکانی ندارد. من دیگر نیازی برای ثبوت و نمایاندن شایستگی خود به دیگران و یا توجیه معتقدات خود ندارم و نیز گرایشی به قانع کردن دیگران در مورد درستی موضع خود و یا رو در روی با نقطه نظرات آنها ندارم در کل یک تغییر و تحول بزرگ که همه کیفیات فوق را در بر میگیرد در اخلاق من ظاهر شده و یک احساس تو ام با صلح و صفا مبنی بر من این هستم از من ساطع می شود که با احترام به حق دیگران که خودشان باشند آمیخته است. من شاهد بهبود روابط خود با دیگران بودم که به طور روز افسون شده است به ویژه با همسر و بستگان نزدیکم و در عوض دیگران برای من اهمیت کمتری یافتند من هنوز از مصاحبت دیگران در مجالس و محافل لذت فوق العاده میبرم اما دیگر نیاز به مشارکت و احساس تعلق به جوامع و انجمن ها نمی کنم و هویت خود را در آنها جستجو نمی نمایم در حالی که در سالهای قبل وضع برخلاف این بود و تعلق خاطر به جوامع و اجتماعات نقش مهمی در زندگی من ایفا می کر. ترجیح می دهم که بیشتر اوقات خود را به تنهایی و یا روابط شخصی نزدیک پربار و سودمند سپری کنم و از هم نشینی با افراد خانواده و معدودی از آشنایان لذت ببرم. در واقع هیچ نوع وابستگی به جز وابستگی به فرزندان کوچکم در زندگی من وجود ندارد و تمایلی ندارم که دیگران وابستگی احساساتی و یا هر نوع وابستگی دیگری به من داشته باشند. اما در این حال و هرچند به ظاهر متناقض در کمک کردن به دیگران با گذشت و سخی هستم و زیاری دادن به دیگران بیش از هر چیز دیگر لذت میبرم و این یک پدیده شگفت انگیز و لذت بخش است که انسان پیرو برداشت خیش از واقعیت زندگی باشد و در این حال بدون قضاوت شخصی همین حق را برای دیگران قائل شود که در قلمرو معتقدات خود هرچند متفاوت گام بردارند و متقابلا برای من بسیار آسانتر است که با عرزش های خود زندگی کنم بدون آنکه بخواهم راه زندگی دیگران نیست همانند راه زندگی من باشد در واقع دیواری که بین من و دیگران حائل بوده برداشته شده و می توانم ناظر گامبرداری برداری آزادانه دیگران در مسیر زندگی خودشان باشم و با آنها را برای آنچه هستند دوست بدارم. هنگامی که دیگران سعی در تحمیل ارزش ها و نگرش های خود بر من می کنند همان ارزش ها و نگرش هایی که در خدمت منافع آنهاست از پیامدهای آن هوشیار هستم و میدانم که ممکن است توازن و هماهنگی مرا مختل کنند و لذا بدل به یک ناظر آرام و خوشسلوک پیرامون خیشتن و آنچه را آنان حقیقت میپندارند و ابراز میدارند میشوم نفس استوار و افکار و احساس های درونی که با آنها زندگی می کنم دیگر در حالت دفاع و آمده باش نیستند و میتوانم فارغ از نیاز به نفی آنها نظارگر آنان باشم. مسیر زندگی من چون شیشه شفاف و روشن باقی می ماند و این بینش تازه است که یافتم. که در آن, وا... که در آن واحد توان زیستن در درون و در برون از جسم خاکی را به من می دهد و این مکانی آکنده از صلح و صفا و صمیمیت می آفریند. من دیگر کسی نیستم که دیگران را مسئول شرایط زندگی خود بدانم و آنها را از بابت نارسایی های خود سرزنش کنم و دیگر به چیزی به نام بدبیاری یا بدبختی و یا حادثه و اتفاق سو قائل نیستم. این من هستم که جهان و شرایط زندگی خود را می آفرینم و در صورت ناخشنودی در عوض گفتن چرا باید این بلا به سر من نازل شود می گویم چرا چون این وضعی را برای خود آفریدم. و این آگاهی والایش یافته مرا به درون خیشتن برای یافتن پاسخی به مشکلات خود رهنمون می شود. و مسئولیت گرفتاری های خیش را تمام و کمال میپذیرم و انگامی که تصمیم به نفوذ و تسلط بر جنبه هایی از زندگیم که سابقا آنها را غیر قابل کنترل میدانستم میگیرم این معمای آشفته و در عین حال جالب بدل به یک مبارزه شورانگیز می شود و احساس می کنم آن را زیر فرمان خود دارم. من اکنون می دانم که هر آنچه را دارم و هر آنچه مورد نیازم است به وسیله خود من خلق می شود و هر زمان که دارای توازن درونی باشم و فکر خود را برای آفرینش جهانی که خواهان آن هستم بسیج کنم میتوانم توانم معجزه بیافرینم می دانم شرایط زندگی من مرا آنچه هستم نکردند بلکه آن چیزی را که من از خود و با تصمیم خود ساختم آشکار می سازن. هرچه ذهن خود را آرامتر کنم به همان اندازه ارتباط بین آنچه را فکر می کنم و آنچه را حس می کنم بیشتر می بینم. هرچه آرامش فکری بیشتری داشته باشم کمتر منفی می شوم و کمتر در امور قضاوت و انتقاد می کنم. آرامش فکری به من یک زندگی آکنده از صلح و صفا می بخشد و نیز اطرافیان مرا در برگزیدن یک زندگی با صلح و صفا و سمر بخش یاری می دهد. در نتیجه شیوه تفکر من به طور غیر مستقیم اطرافیان مرا تحت تاثیر قرار می دهد. شنیدم که هر زمان حضرت مسیح یا بودا و یا دیگر آموزگاران بزرگ اخلاق به یک دهکده وارد میشدند بر آگاهی و وجدان اهالی می افسودند و من اکنون می توانم عظمت این کار آنها را درک کنم و بر آن ارج نهم. دریافتم که هر زمان که کاملا از صلح و صفای درون برخوردارم صفا و صمیمیت به اطراف میافشانم و قلب تمام افراد حاضر با من آکنده از صفا و صمیمیت می شود اخیرا یک سخنرانی در شهر شیکاگو ایراد کردم در سالن سخنرانی تعداد 500 بچه حضور داشتند که بیشتر آنها کودکان خردسال و اطفال تازه به راه افتاده بودند و به این جهت میزان سر و صدا بسیار زیاد بود اما پس از مدت کوتاهی به محیط شلوغ سالن عادت کردم و دیگر برای من به عنوان یک سخنران آزاردهنده نبود در یک لحظه حساس در حین سخنرانی در آستانه خواندن یک شعر که برایم بسیار پرمعنی بود با آهنگ موزون بودم که ناگهان همه افراد حاضر در سالن از جمله کودکان در سکوت فرو رفتند گویی نوعی ارتباط غیبی از طریق تفکر با همه افراد سالن برقرار شده بود این تحولات در من و در الگوی زندگی من بدون هیچ گونه هدف و یا برنامه ریزی در امور زندگی ایجاد شده و این تحولات درونی درست همانند ریه‌ها و قلب من جزئی از زندگی مرا تشکیل می دهند. مشابه تحولاتی در جسم من رخ داده که شیوه هستی مرا در جهان مادی توصیف می کنند. من در هر روز حداقل دوازده کیلومتر میدوم و از روزی که این برنامه را از سن 36 سالگی آغاز کردم تا به حال حتی یک روز هم از آن قفلت نکردم به دیگران میگویم دویدن برای من نه یک ورزش بلکه جزئی از هستی من است و در تندرستی من همانقدر مهم است که مراقبت از دندانهایم اهمیت دارد در گذشته از امتیازات جسمی خود به خوبی آگاه بودم این امتیازات کماکان در جسم من باقی هستند مزافن بر آنکه شاهد نوع تازه‌ای از امتیازات پیرامون نفس درونی خود هستم اکنون هنگام دویدن احساس من این است که فاقد جسم هستم و از موجودیت مادی خود نخوشیار، سبک بال و چابک هستم. میزان انرژی من بیش از همیشه است و آن را ناشی از سلامتی خیشتن و برخورداری از آگاهی از نوع عالیتر و کمال یافتگی میدانم. یکی از برنامه های غذایی جالب من این است که گوشت قرمز نمیخورم و غذا را بدون نمک تناول می کنم. حالان که در گذشته حتی قبل از چشیدن غذا نمک به آن میافزودم. سهم شکر، کافئین و دیگر غذاهای بیخاصیت در برنامه غذایی من ناچیز است. البته همه این تحولات برایم جالب است اما آنچه مرا به شگفتی میاندازد این است که بهبود رژیم غذایی من ناشی از عشق بیشتر به خیشتن و در کل به زندگی خود بوده و نه به واسطه برخورداری از جذابیت جسمی و یا نیروی بدنی بیشتر و یا عمر طولانی تر. من به نداخها و دستورات درونی خود و مشورت با خیشتن بیش از میارهای فرهنگی و ارزشهای رایش و عادات سنتی و آنچه در کودکی به من آموخته شده و با آن بار آمده ام اعتماد دارم. آن بخشی از من رژیم غذایی مرا برمیگزیند که میخواهد متعادل و متوازن باشد. من در درون خود احساس تعادل می کنم و همین مرا به شیوه سهرامیزی به سوی یک رژیم غذایی و ورزش سالم و سودمند سوخ می دهد. من به ندرت ساعت به مچ دستم می بندم در حالی که تا چند سال قبل همیشه آن را به همراه داشتم. در نزد من زمان اهمیت و معنایی ندارد و خود را مجبور به حفظ برنامه مبنی بر بودن در فلان جا در فلان ساعت نمی کنم و اصراری در سرعت بیشتر برای سپری کردن عمر خود ندارم. این حالت به خودی خود و بدون هدفگیری و سعی برای نیل به آن برایم پیش آمد. تنها با کنار گذاشتن ساعت و چشپوشی از مراجعه به زمان و برنامه ریزی در زندگی و بدون نگاه داشتن وقت به آن نائل آمدم و نتیجه آن بسیار سمر بخش بوده است. من شیفته این حقیقت هرچند به ظاهر متناقض و مهمن شدم که هرچه در صرف جویی وقت خونسردتر باشم و کمتر جوش بزنم و با محدودیت وقت کم اتناتر تر کم اعتناتر و خونسردتر برخورد کنم زمان بیشتری برای انجام خواسته های خود خواهم داشت و بالاتر از آن بدون محدودیت زمان نه تنها زندگی من با راندمان بیشتری سیر خود را میپیماید بلکه کیفیت آن غنیتر و مزینتر می میگردد من این حقیقت به ظاهر متناقض پیرامون محدودیت زمانی را در صف فروشگاه ها تجربه میکنم. مطمئن هستم شما هم احساس ای را که در صف به انسان دست میدهد داشته اید مخصوصا هنگامی که نفرات جلوی شما برای داد و ستت کند هستند. من هم در گذشته همین حالت را داشتم و عجول و ناشکیبا و آشفته و نسبت به نفر جلو خود حساس بودم. حتی با فشار بدن سعی می کردم افراد کند را به جلو برانم. اما حالا دیگر در دام وقت و زمان گرفتار نیستم و برای آنکه چند دقیقه زودتر از فروشگاه بیرون آیم عجله ندارم و در نتیجه یک دوستی و حسن رابطه بیشتری با زمان یافتم در ذهنم خودم را جزئی از نفر جلوی خود در صف می بینم. افکارم نسبت به کندی و یا غلطکاری خود و دیگران دوستانه و آکنده از نجابت و صفا است. گویی یک پیام عاشقانه ببنی بر آسایش و آرامش و فارغ از عجله و فشار به نفس خود که در شخص دیگر جای گرفته فرستاده می شود. عشق بدون قید و شرطی که در چنین شرایطی به خود روا می دارم به شخص دیگر ارسال می شود و به او کمک می کند که ترکیب اسکناس هایی را که می خواهد به صندوق فروشگاه بپردازد در جیب خود بیابد و اغلب این شیوه تفکر لبخند شادی بر لبهای طرف می آفریند. گوی انرژی را که از سوی ذهن من ساطع می شود و حامل این پیام است درک می کند پیامی غنی و استوار و نافذ. یکی از زیباترین احساس ها که در این حال توصیف آن بسیار سخت است تجربه نزدیکی جسمی و صمیمیت احساساتی و عاطفی با شخص دیگری است. بزرگترین مظهر جنسیت ما اوج لذت مغاربتی است اما اوج جوشش احساساتی از درون که احساس عشق نامیده می شود بخش زیبایی از تجربه جنسی است لذت جنسی حلال نه یک وظیفه اجباری در چارچوب پیمان زناشویی بلکه یک عشق کامل است نزدیکی جنسی بین زوجین تجلی عشق درونی برای زوجهایی است که هم متعادل و هم راضی هستند و این نشانه عشق متقابل است من دیگر عادت اداره زندگی خود به روش سفت و سخت دو دو تا چارت را ترک کردم و به این لحاظ از زندگی غنیتر و سرشارتری برخوردارم. امورم به نرمی پیش می رود و کاملا متعادل و مسلط هستم. این نگرش تازه مرا قادر می سازد که مهار زندگیم را با شور و هیجان درونی در دست بگیرم و عاقبت کار را خوب یا بد مثبت یا منفی بپذیرم و تسلیم و قانع باشم. جالب که با چنین نگرشی کارم بهتر پیش می رود و روزیم افسون می شود. که مقدار زیادی از آن را بزل و بخشش می کنم. پیشرفتم در مقایسه با زمانی که سفت و سخت و دو دو تا چهارتا بودم بیشتر است. کاهش هرس و تمایلم برای پیشرفت بیشتر و درآمد افزونتر از رفتارم معلوم است. به ویژه هنگامی بیش از همه وقت مشخص تر است که به رقابت و مسابقه میرسم در گذشته همواره انگیزه من این بود که طرف مقابلم را بکوبم و از میدان بدر کنم تا ارزشمندی و لیاقت خود را ثابت کنم اما در سالهای اخیر تمایل من برای سبقت جویی از میان رفته است من هنوز تنیس بازی می کنم. اما درست در اوج شور و هیجان بازی برای طرف مقابل آرزوی خیر می کنم و پیام صلح میفرستم و هرچند ممکن است بیان مقایر به نظر رسد اما از این طریق کیفیت بازی خود را افزایش می دهم و احساس می کنم این پیامد طبیعی ارسال افکار و احساسهای اشخامیز بدون قید و شرط و فارغ از هر گونه قضاوت و گذاری است. در دنیای من حس همکاری جایگزین حس رقابت و برتری جویی در همه زمینه های زندگی شده و نتیجه مثبت آن برای خیشتن و کلیه کسانی که در هر روز برخورد می بسیار حیرت انگیز است. من بسیار مجذوب این شعار هستم که در عالم بشریت مقایسه به هیچ عنوان معنی و مفهومی ندارد رویدادهای برونی هیچ ربطی به من ندارند مگر تا حدی که نظم یا بینظمی در جهان بیافرینند من همه کارهای خود را ارزشیابی میکنم و اگر رفتار من ایجاد هماهنگی و همنوایی برای خود و دیگران بکند آن را مثبت تلقی می کنم. اما اگر آشوب و آشفتگی بیافریند سعی در دگرگون کردن پیامدهای آن می کنم. من رسالت خود را در یاری دادن به دیگران در جهت بهبود بخشیدن به هوشیاری و آگاهیشان می دانم. به طوری که افکار و اعمال آنها در جهت نظم و هماهنگی باشد و این به معنی ارزش دادن به هوشی است که در جسم خاکی حلول کرده و پرهیز از هر گونه رفتاری است که منجر به تخریب و یا مخدوش کردن زندگی می شود اتصال به انرژی درونی که نفس و یا هسته نیروی حیات ماست با یک نگرش مثبت بر اساس پذیرش رضا و تسلیم به ایجاد یک احساس شخصی موزون و هماهنگ در ما کمک می کند هرچه بیشتر به سوی این گونه شخصیت متعادل پیش رویم و در آن رشد یابیم سیمای برونی جهانی خود را بهتر میآفرینیم از این طریق همه با هم در کمال و اطلاع جهان خود مشارکت میکنیم من از آموختن به شش فرزند زیبای خود و عشق ورزیدن به زندگی لذت میبرم من فقط عشق و محبت به آنها میآموزم و میبینم که رفتار آنها با یکدیگر و با دیگر مردمان عاشقانه و محبت آمیز است همسرم و من طوری خود را تربیت کرده ایم که به هم و به فردیت یکدیگر عشق بورزیم و بتوانیم نور درون خود را به جهان بیرون از خود و نیز به سوی یکدیگر بتابانیم در بین ما قضاوت ایرادگیری و نگرش منفی نیست هر دو آموخته ایم که در دنیای زناشویی به این شیوه رفتار کنیم در بین ما عدم توافق و اختلاف سلیقه و عقیده وجود دارد اما ناسازگاری و مشکل حل نشدنی هرگز دیده نمی شود. باید تاکید کنم که این من تحول یافته امروزی هنوز در مورد زندگی خیش خود بیانگر و قامت افراشته و استوار هستم. سعی در محو جنبه های شرارت بار زندگی از طریق تملق و مماشات نمی کنم. و بالعکس آنچه را شاهد هستم تجربه یک مشارکت عمیقتر در امور زندگی است که در ضمن آن دقیقا میدانم در کجای کار هستم و هیچ چیز مرا باز نمی دارد. راه خود را ادامه می دهم و به هر آنچه عشق می ورزم می پردازم و به هر آنچه انجام می دهم عاشق هستم. این توان را به این طریق یافتم که از یک شخص دارای یک قضاوت مطلق با واکنش های ثابت و انعطاف ناپذیر بدل به شخصی شده هم که می داند هر تجربه انسانی فرصتیست برای تمرکز بر آنجایی که هستم و نیز بر آنجایی که نیستم و این مستلزم دست کشیدن از برخی الگوهای فکری کهنه و قدیمی است یعنی به رفتار خود در سر بزنگا در حالی که به شیوه ناهماهنگ عمل کنم توجه نمایم که در حال حاضر این جایی است که من هستم و همچنین جایی است که من نیستم و سپس به این معنی است که فکر خود را به کار بیندازم و بدانم به کدام نقطه در درون خود میخواهم بروم و برای دستیابی به هماهنگی درونی بیشتر به آن سو حرکت کنم اخیرا تجربه داشتم که جریان عمل آنچه را در فوق ذکر گردی تشریح میکند روزی همسرم گفت فرزند ما در کلاس اول به خوبی از عهده تکالیف مدرسه بر اومده و خوشحالم که زحماتی رو که برای کمک به او کشیدم و به او آموختم که سر کلاس چگونه رفتار کند مؤثر واقع شده و بدون نگرانی و تردید به نفس از عهده انجام تکالیف خود در حضور جمع بر اومده اگر چند سال قبل با شنیدن بیاناتی از این قبیل از سوی او مواجه می شدم می گفتم اینقدر تون نرو این من بودم که رفتار این چنانی رو به او آموختم و حالا تو می با به عادت همیشه که اون رو به حساب خودت بگذاری؟ اما واکنش فعلی من چنین است بسیار بسیار خوشحالم که فرزند ما اعتماد به نفس یافته و شما در این رابطه کمک بزرگی کردید اما در وجدان خود احساس می کنم من نیز به سهم خود در این موفقیت او را یاری دادم و احساس درونی خود را تحسین می کنم بدون آنکه نیاز به تایید کسی از جهان برون داشته باشم میدانم که اعتماد به نفس دختر ما نتیجه عوامل زیادی از سوی هر دوی ما و نیز از نفس درون خود او و نیز پدیده های دیگر است. خوشنودی من برای موفقیت اوست و نه به جهت گرفتن امتیازی برای خیشتن و یا سلب امتیاز از همسرم. رقابت و آشفتگی درون من بدل به آرامش و هماهنگی و صلح درونی شده و این یک عشق بدون قید و شرط است که از خود انسان آغاز می شود. هر زمان که شما در خلوت آکنده از صلح و صفای خود جای می گیرید به بود چهارمی وارد می شوید که جهان جدیدی را جلوی چشمان شما می گوشاید. اما قبل از آنکه بتوانید به این مقام نائل شوید ممکن است نیاز به دانستن دلایل مقاومت خود در برابر این هدف بسیار تازه و نیرومند یعنی فراروی به فراسوی جسم خاکی و جهان مادی یعنی وارستگی را دارید چرا ما در برابر این اصل مقاومت می کنیم؟ چرا باید انسان در مقابل نیل به این حالت مطلوب زندگی مقاومت کند؟ شاید برای دورنمای کاذبی از ایمنی. تا هنگامی که فکر می کنید همه موجودیت شما به همین جسم مادی است نیازی به تمرکز بر نبوخ و عظمت خود و تلاش برای فراروی از عالم مادیات و دست و پنجه نرم کردن با اموری که شما را در این راه یاری می دهند ندارید. بر این نکته چند لحظه تعمل کنید. تمام عواملی را که مانع موفقیت و نیکبختی هستند به خوبی میتوان در محدودیت جسمی و مادی جستجو کرد در چارچوب تفکر مادی می توانید تصور کنید که همه مردمان دیگر از شما خوشبختتر هستند و با امتیازات و مزایای تولد یافتن که شما از آنها محروم بوده ای و یا همه نعمات دنیا نصیب آنها شده و سر شما بیکلاه مانده است این نتیجه گیری ها ناشی از تفکر کسی است که در عالم مادی خود را غرق کرده و به اصطلاح اسیر جسم مادی خود شده و از آن فراتر نرفته است برای متحول کردن خیش و فرارفتن از جهان مادی لازم است ذهن خود را برای پذیرفتن اندیشههای های تازه باز کنیم. برای ما حفظ افکار و عقایدی که به آن خو گرفته ایم آسان تر است و با آنها احساس آسایش و ایمنی می کنیم و به دلیل نیاز به حفظ همین ایمنی افکار تازه را رد می کنیم. عنوان اصلی این کتاب از این قرار است به آن ایمان بیاورید تا آن را ببینید اما بسیار آسان تر است که این عنوان را وارونه کنیم و بگوییم هر وقت آن را دیدم باور خواهم کرد ولا غیر بیشتر مردم مایل نیستند که پای خود را از محدودهی که در آن احساس آسایش و ایمنی می کنند فراتر بگذارند. شما در اعماق قلب خود از این حقیقت آگاه هستید که زندگی چیزی بیش از عالم مادی مطلق است و علوم نمی توانند به سوالاتی از این رده زندگی چیست؟ بعد از مرگ به کجا می رویم؟ من به چه میاندیشم پاسخ دهند اما به رغم این آگاهی ممکن است ترجیح دهید با موضوعاتی درگیر شوید که بتوانید آنها را ببینید و این تنها با زیستن در عالم مادی و محدوده جسمی میسر است و تصور عالم غیر مادی شاید برای شما ترسناک و مرموز و عجیب می شود. و با این حال در تای قلب احساس می کنید که باید چیزی بیش از دست و پا زدن در جهان مادی و جسم خاکی خود باشید. در ابتدای کار برای شما بسیار سخت است که همه تکیگاه های آشنا و قدیمی را که با آن آسوده هستید و خوب گرفته ای ترک کنید و در جهانی گام بردارید که شما را با هستی درونی خود در تماس آورد و این درست همان جایی است که زیست می کنید. همان مکان درونی که همه چیز را احساس می نمایید و همه افکار و اندیشه های شما را در خود جای می دهد. هرچند ممکن است در بد و امر برای گام نهادن به قلم که در آن مسئولیت تجربه های خود را به عهده بگیرید کاملا آماده نباشید. همچنین ممکن است به این دلیل باشد که از تغییر و تحول و یا دست زدن به کاری که نمی توانید آن را بفهمید می ترسید. من این کار را همچون عمل کپک می دانم که سرش را زیر برف می کند به تصور آنکه آنچه را نمی بیند وجود ندارد و این شیوه برخورد این گونه افراد با روان خیشتن است و با خود میگویند بگذار آنچه را مربوط به امور معنوی و روحی است کشیش ها از سکوی کلیسا ها معزه کنند من کاری به این کارها ندارم و باید سرگرم کار و امور زندگی روزمره و پرداخت اقساط و قبوز ماهانه خود باشم و تمامی این افکار عارفانه و معنویات و روحیات تنها مربوط به متفکرین بزرگ و رهبران مذهبی است اما اگر تعالیم آموزگاران بزرگ روحانی را بررسی کنید همه آنها یک کلام واحد را میگویند و آن اینکه که قلم رو به بهشت در درون و در نفس شماست از خداوند نخواهید آنچه را در حیطه مسئولیت شماست برایتان انجام دهد خداوند خوب و بد را به شما نمایانده از شما حرکت و از او برکت توضیح مترجم از قرآن مجید خداوند وضع هیچ قومی را دگرگون نمی سازد مگر آنکه خود نفس خیشتن را دگرگون سازند. پایان توضیح مترجم اما در این حال از استعدادهای خداگونه و الوهیت درون خود و شکوه و جلال و بخشش خداوندی که در نهاد شما به ودیعت گذاشته شده قافل نشوید در نفس خود بنگرید در درون و خیشتن خود سیر و سیاحت و تهیر کنید و نه در بیخیشتنی و در قفلت از هستی خیش ممکن است تصور کنید که سعی در دگرگونی نفس فراروی از جسم خاکی تعالیجویی و وارستگی با برخی از تعالیم مذهبی در تضاد و تناقض است اما هیچ یک از آن چرا می نویسم نه تنها با گفته های آموزگاران بزرگ روحانی مغایر نیست بلکه با آنها هم جهت و همسوست. دگرگونی نفس در راستای عشق و محبت و صلح و صفا و برآوردن نیازهای شخصی و رفتار احترام و انسانها با یکدیگر و نیل به هماهنگی در جهان به طوری که همه ابنای بشر حکم یک خانواده واحد را بیابند هیچ یک از مطالبی که می نویسم برای اهانت و یا انتقاد از عقاید مذهبی نیست جز در موارد استثنایی که برخی انسانهای خدا نشناس در غالب مذاهب غیر الهی و ایجاد تحریف در ادیان علیه انسانیت برمیخیزند من هیچ عیب و نقصی در اساس عقاید مذهبی نمی بینم یک موجود تعالی یافته و وارسته نمیتواند در رفتار خود با دیگران غیر روحانی و غیر اخلاقی باشد. و بالاخره ممکن است شما در مقابل وارستگی و تحول نفس به این دلیل پرهیز کنید که خود را شایسته آن ندانید و لیاقت فرارفتن از زندگی فعلی را که برای خیشتن ایجاد کرده اید در خود سراخ نداشته باشید. ممکن است تصور کنید که به تی خط رسیدید و دیگر توان گام نهادن به قلم رو به را ندارید و نمی رنج و نگرانی که لازمه سعی برای احراز مقام والاتر و ارتقاب فراسوی آنچه را که به آن خو گرفته اید است بر خود هموار کنید. شاید مایل نیستید که تصور آنچه را می توانید باشید بکنید زیرا خود را آماده برای این تحول و جهش نمی بینید و تمایل به آسایش در محدوده همیشگی و آشنای خود را که با آن آسوده هستید دارید. بیشتر مقاومت شما در مقابل پذیرفتن امکان ایجاد تحول و تعالجویی و وارستگی ناشی از این است که می خواهید همانی باشید که همیشه بوده اید و به آن عادت دارید و همان کار را بکنید که همیشه میکرد اید. با این حال میدانم که اگر، لاقل در مورد امکان تحول و وارستگی کنجکاف نبودید و امکان گام برداشتن به فراسوی شیوه زندگی را که به آن خو گرفته اید و با آن آشنا هستید در نظر نداشتید از مشغول خواندن این سطور نبودید به شما اطمینان می دهم که برای گام برداشتن در این جهت و نیل به هدف راه زیادی باقی نمانده به مجرد آنکه درک کردید که زندگی انسان چیزی بیش از یک مشت استخوان ماهیچه پوست و خون و اندام است در راه رستگاری هستید به محض آنکه دریافتید که به واسطه برخورداری از نیروی تفکر و یک هوشمندی جامع و کلی که در جسم شما حلول کرده دارای جنبه های الوهیت و خداگونه هستید در آستانه تعالی نفس و تحول قرار دارید و بقیه آن تقریبا خود به خود تحقق خواهد یافت. چند دستور برای فراروی به فراسوی جسم خاکی و جهان مادی سعی کنید در تصور خیشتن و دیگران به صورت یک روح خالص و فارغ از جسم مادی باشید. هر روز چند لحظه صرف ارزش های خیشتن در حالت بی جسمی و غیر مادی نمایید. یعنی خود را تفکر و احساس محض تجسم کنید. تصور نمایید که در کنار جسم مادی خود ایستاده اید و رفتارها و واکنش خود را نظاره می کنید. و احساسهای خود را احساس می نمایید به رفتارهای خود با دید انتقادی یا قضاوت ننگرید تنها توجه به رفتارهای جسم خود و احساسهای آن بکنید نسبت به جسم خود یک ناظر باشید و حرکات آن را زیر نظر بگیرید همین تمرین نظاره کردن جسم را با دیگران انجام دهید. توجه کنید که چگونه تنها با تمرکز بر جسم مادی خیش استعدادهای بلغوی خود را برای سعادت و نیکبختی تخریب می کنند. به حرکات جسمی آنها دقیق شوید که چگونه آثار نومیدی و کلافگی از آنها حویده است توجه کنید تمامی موجودیت انسانی تنها این حرکات نیستند و در ژرفنای هر یک از افرادی که در هر روز ملاقات می کنید یک موجود متفکر روحانی نهفته است در روابط نزدیک مشوق خود را در جایی می‌بینید که هیچ گونه مرز و محدودیت وجود ندارد و آن روانی است که در ژرفنای جسم آنان قرار دارد و در این قلمرو اکثر تفاوتها و اختلافات اهمیت چندانی ندارد و آن روانی که در پشت جسم خاکی شما وجود دارد بسیار بیش از آن چیزی است که چشمان شما میبیند سعی در ایجاد اتصال و تماس با این بخش معنوی نمایید. سعی در رفتن به فراسوی محیط عادی زندگی خود و عاداتی که به آن خو گرفته اید و با آن آسوده هستید نمایید. به ندای درونی خود که از اعماق وجود شما زبانه می کشد توجه کنید که شما را تشویق به گام برداشتن به فراسوی شخصیت فعلی خود و تعالی نفس می کند و نه به خیشتن قدیمی خود که می گوید شما قادر به انجام این کار نیستید. از خود بپرسید من از کدام عادت تکراری و الگوی شخصیت قدیمی تنها به این دلیل پیروی می کنم که به آن خو گرفتم و با آن آسوده هستم. هنگامی که پیش وجدان خود پاسخ شرافتمندانه یافتید شیوه تفکر تازه ای را برگزینید. اگر مدت زیادی را صرف کنجکاوی و تحیر در شگفتی ها و تازه ها نکرده اید تنها به این دلیل که هر نوع اندیشی نوینی را تهدیدی به حالت آرامش و تعادل فعلی خود میدانید خود را متعهد به انجام آن بکنید با گسترش خیشتن در سیر و سیاحت در افقهای تازه اندیشه های نوین و ترقی و تعالی در زندگی خود بیافرینید مقام انسانی خود را از طریق برچسب بیان نکنید هویت خود را در عناوین معرفی نکنید من مدتها قبل به معرفی از طریق عنوان شغلی و غیره پایان دادم هنگامی که کسی از من میپرسد شغل شما چیست پاسخی چرند از این قبیل میدهم شغل من لذت بردن است اما در اعماق این پاسخ به ظاهر مزخرف هزار معنی نهفته است من همه, کار... همه همه... من همه کاری می کنم من همه کاری زیرا همه چیز هستم و این درست است که کتاب می نویسم اما نویسندگی فقط بخش کوچکی از هستی من و نوشته های من وسیله برای ابراز افکار من است این درست است که در زمینه سخنرانی حرفه‌ای فعال هستم اما گرفتن عنوان سخنران حرفه‌ای مرا محدود کند. سخنرانی من هم مانند نویسندگی وسیله برای اعلام موجودیت انسانی و آدمیت من است حذف عناوین القاب و برچسب ها تمایل ما را برای قرف قرف کردن فعالیت ها و محدود کردن زندگی خود در یک چهار دیواری و غالب فکری کاهش می دهد. سورن کیرککارد گفت به مجرد آنکه به من برچسب میزنید مرا بدل به موجودی خونسا و بیخاصیت مینمایید تقریبا تمام برچسب های ما به طریقی به جسم مادی ما مربوط می شوند. هنگامی که از شناسایی هویت خود به عنوان یک موجود صرفا مادی میپرهیزید دیگر شغل مقام سن نژاد جنسیت ملیت وضعیت مالی مایملک نشانها و مدالها ها و نقایص جسمی تناسب اندام و هر نوع برچسب و یا عنوان دیگر بدون معنی می شود. خودداری از برچسب زدن به خیشتن به شما کمک می کند که خود را در ابعاد روحانیتر و معنویتری تعریف کنید اگر قرار باشد به خود برچسبی بزنید و عنوانی اختیار کنید خود را این گونه توصیف کنید من به هوشمندی مطلق و عقل کل و کمال کائنات اتصال دارم همان هوشمندی که اساس همه جهان مادی و حافظ آن است و لذا جزئی از کلیت جهان هستم من دارای هیچ مرز و حدودی نیستم و به اجزاء تقسیم و تجزیه نشدم من آنی نیستم که آرزوی نید به کلیت کائنات را داشته باشم بلکه همکنون در آن غرق و ادغام هستم به تفکر خود به دیده غیر مادی به عنوان یک پدیده نوین و معجزه آفرین بنگرید بدانید که فکر شما میتواند از جسم شما فراتر رود جسم شما به مقدار زیاد زیر فرمان و کنترل فکر شماست تصور کنید که یک نموتورش در دست دارید و آن را برای بلعیدن به دهان نزدیک می کنید این تصور موجب ترشوه مقدار زیادی بزاق در دهان شما می شود. این واکنش به ورود مهم اسید سیتریک در دهان شماست و این دقیقا همان عمل فرارفتن به فراسوی جسم خاکی و جهان مادی است. تفکر شما موجب واکنش جسم مادی شما می شود. این دقیقا همان هیپنوتیزم است و مستقیما در تماس با آن حالت ذهنی می آید که شما را قادر می سازد که از جسم خود فراتر روید و متعالی تر شوید. مثلا با پرهیز از ثبت و گرفتن علائم دردناک از احساس درد خود فراتر روید. این یک نیروی شگفت آوری است که همیشه با شما همراه است. هر روز تمرین کنید تا ذهن خود را از دو عامل که بیش از همه مانع تعالی نفس و فراروی از جسم مادی هستند پاکسازی کنید این دو عمل منفی بودن و قضاوت پیشه بودن است هرچه افکار شما منفی تر شوند بیشتر به جنبه های مادی جسم خود توجه می و علاوه بر آن در جهت تخریب جسم مادی خود رفتار می هر تفکر منفی مانعی بر سر راه تحول و تعالی شخصیت شماست درست همانطور که کلسترول رگهای گردش خون را مسدود می کند هنگامی که وجود شما آکنده از افکار منفی است راه ارتقای شما به سطح بالاتری از سعادت و نیکبختی مسدود می شود اصرار در قضاوت در مورد افراد مانع اطلاع شما به فراسوی جسم خاکی و رستگاری می شود هنگامی که در مورد افراد داوری می کنید در حقیقت خود را توصیف می کنید و نه او را. قضاوت شما پیرامون دیگری چیزی درباره او بیان نمی کند و تنها نیاز شما را به شیوهی که او را قضاوت می کنید افشا میسازد. و لذا در واقع اطلاعاتی که راجع به خود می دهید بیش از آنی است که پیرامون او ابراز می دارید. هر زمان که به روش منفی می اندیشید یا رفتار می کنید و یا پیرامون دیگری داوری می نمایید به یاد داشته باشید که این دلیل بر وجود یا عدم وجود شما در یک موضع فکری معین در لحظه است و ممکن است علامت این باشد که به طریقی خود را با شخص مورد داوری یکی می کنید. چیزی که اغلب در مورد دیگران ما را آزار می دهد این است که از به رسمیت شناختن و پذیرش برخی از صفات خیشتن تفره می رویم و یا حتی ممکن از نیازهایی داشته باشیم که موجودیت آنها را قبول نکنیم. این بار در عوض علاقه به برشمردن معایب طرف مقابل سعی در شناسایی دلیل نیاز خود به قضاوت کنید. بعد از مدتی در عوض منفی بافی و قضاوت در مورد دیگران شاهد یک نگرش آکنده از عشق و محبت و نجابت به درون خود برای درک گره های درون خیش و رفع موانع درونی خواهید بود. برخورداری از یک آگاهی و خوشیاری عالیتر مستلزم پیروی از قانون طلایی است. یعنی در مورد لغزش های خود همان قانونی را اعمال کنید که در مورد خطاهای دیگران روا می دارید. و با رعایت این قانون به زودی در میابید که جهان همان جهان قبلی است. اما این شما هستید که دگرگون و بدل به انسان دیگر شده اید. انسانی با ارتقا به مقامی عالیتر و این یک احساس بزرگ در مورد زندگی درون شماست. شیوه رفتار خود را با خیشتن مرعی یا جسم خود بررسی کنید. پس از روشن شدن مطلب، خود را تدریجاً متعادلتر خواهید یافت. و عادات ورزشی و رژیم غذایی خود را بهبود خواهید بخشید. با ترک نگرش منفی و عادت به قضاوت پیرامون دیگران عادت سوء استفاده از جسم نیز محو خواهد شد خواهید دانست غذایی که میخورید حافظ بنای شگفت آور و مقدسی است که هستی شما را در خود جای می دهد و خواهید دید که عادات پوسیده و مخربی که ویرانگر جسم شما بودند ناپدید می شوند و به جسم خیش به عنوان تجدی نفس خود احترام خواهید گذاشت و اگر جریان این اعمال را آزاد بگذارید همه با هم به طور کامل عمل خواهند کرد. زمانی را به عبادت و تعمل بر نفس اختصاص دهید تعمل بر نفس یعنی مدیتیشن یکی از ابزارهای نیرومند روانی و همچون نفس کشیدن آسان است. هر کس باید شیوه مخصوص به خود را برای تعمل بر نفس ابداع کند و شاید اگر من پیرامون شیوه خودم توضیح دهم بتوانم شما را در این راستا یاری دهم. به یک مکان آرام و ساکت می روم چشمهایم را میبندم و در عالم تخیل یک دایره مملو از نور بسیار درخشان مجسم می‌کنم هر گونه فکر و خیال در ذهن من تحت شعاع شدت درخشندگی این نور قرار می‌گیرد و به وسیله آن از ذهن بیرون رانده می‌شود در نتیجه صلح و صفای درونی من افزایش مییابد و به موازات ظهور این حالت صفای درون یک نور سفید در وسط میدان نورانی میبینم و احساس میکنم به نور سفید نزدیکتر می شوم. تا بالاخره به آن وارد می شوم. ورود به این کانون نورانی بسیار شبیه ورود به دروازه ای است که قبلا توصیف کردم. در این مرحله احساس نیروی فراوان و تسلط بر همه چیز می کنم و به نظر میرسد که سراسر وجودم پر از انرژی است و جهان اطراف از دیدگاه من آکنده از جوی است که بهترین عنوان برای آن یک صفای عالی و نفیس است و طوری احساس آرامش و تازگی می کنم که گویی به مدت هشت ساعت خوابیدم. پس از انجام این تمرین خود را به کلیه ابناع بشر و تمامی جامعه انسانیت متصل می بینم. در واقع این تعمل بر نفس همبستگی من با ابدیت و جاودانگی است زیرا در جایی در ژرفنای وجودم از جسم خاکی خود به کلی آزاد هستم و بعد از انجام تعمل در نفس خود را قادر به انجام هر کاری میدانم برخی از برجسته ترین اندیشه ها و بهترین سخنرانی ها و نوشته های من در این حالت به ذهنم خطور می کند. حس تحسین و تقدیر برای کسانی که به آنها عشق می تنها در اوج این حالت قابل توصیف است. سعی در انجام این تمرین به شیوه خاص خود کنید. اما در زمان و مکان آرام به طوری که با نفس نامرئی خود تنها باشید. رویدادهای معجزه‌آسا در فضای زیبا و تماشایی آفرینش در انتظار شما هستند به سوی آن بروید در آغوش آن جای بگیرید زیرا تجربی عالی و ارزشمند است فوق همه مطالبی که گفته شد انقدر به خود لطف و محبت داشته باشید که خیشتن را درک و فهم کنید. همچنین اگر رفتار شما طوری است که آن را نمی پسندید نسبت به خیشتن مهربان باشید و با خود با محبت گفتگو کنید. اگر برای شما سخت است که یک شخص وارسته و مقدس باشید با خیشتن صبور باشید و سخت گیری نکنید همانطور که مقدار زیادی تمرین لازم بود که بدل به یک شخص عصبی و قضاوت پیشه برای اینو آن شوید تمرین بسیار لازم است تا به جای مطلوب برسید نسبت به خود گذشت و رحمت داشته باشید و این گامی که رفتارتان مورد پسندتان نیست رفتار خود را به عنوان یک یادآوری به کار بگیرید تا بدانید در کجا هستید و در کجا نیستید هرچه با خیشتن مهربانتر باشید مهربانی عادت خود مهربانی عادت خود کار شما در رفتار با دیگران می شود. به عنوان یک خلاصه و مرور مطالب این فصل من کلم را مثال میزنم. فرض کنید به مغازه سبزی فروشی مجاور خانه خود می روید و یک بسته کلم یخزده می خرید. خرید شما به دلیل جذابیت تصویر زیبای کلمی است که روی بسته نقش شده است هنگامی که بسته را به خانه می آورید هنوز به قدر شیفته عکس روی جعبه کلم هستید که محتویات بسته یعنی کلم را توی ظرف زباله میریزید و جعبه را داخل دیگ میاندازید تا برای شام غذایی آماده کنید هنگامی که جعبه کلم را در بشخاب خود برای شام مشاهده می کنید به یک باره در میابید که چیزی برای خوردن ندارید. زندگی شما بسیار شبیه مثال بال است. ممکن است توجه زیاده از حد به جسم مادی خود که همان جعبه بسته بندی است و خیشتن واقعی یعنی روان شما را در بر میگیرد بکنید که محتویات ارزشمندی را که اصل و اساس کار است فراموش نمایید. جسم شما که جعبه بسته بندی است ممکن است تا حدودی مهم به نظر رسد. اما نقش عمده آن این است که روح شکوهمند انسانی شما را در برگیرد. و نمیتواند آن رضایت خاطر و غذای معنوی و لذتی را که محتویات آن ارائه می دهد جایگزین کند. با آنکه نمی توانید درون جعبه زیبا را ببینید میدانید هر آنچه در داخل آن است روان شما را تغذیه می کند و قوت معنوی شماست و غیر قابل جایگزین کردن با چیز دیگر است. و اگر همه زندگی خود را وقف تمرکز بر بسته بندی یعنی جسم مادی خود بکنید از تغذیه روان خود قافل می شوید و بدل به موجودی بدبخت و ناخشنود می گردید. همه چیز در جهان انرژی است. همه چیز حالت جامد ندارد. هر چیزی در چارچوب واقعیت خود مرتعش می شود و نوسان می آبد. با آنکه جسم به نظر جامد می آید در زیر میکروسکوپ همه چیز در جنب و جوش و حرکت دیده می شود و همین ماده جامد به ظاهر مرده دنیایی از حیات و فعالیت و جوش و خروش است که همه اجزای آن با سرعتی که به میزان مختصری از سرعت سیر نور کمتر است در ارتعاش هستند و از این شدت حرکت است که جامد به نظر می رسند. انرژی جوهر اولیه ساختار کائنات است و تفکر جزئی ای از این انرژی است و لذا هنگامی که اندیشه ای در سر دارید که آرزوی تحقق یافتن آن در جهان عمل را می کنید به یاد داشته باشید تنها کاری که باقی می ماند این است که امواج مغز خود را با امواج آن رویداد میزان کنید درست همانند میزان کردن موج رادیو یا فرکانس موج فرستنده دلخواه به خاطر بسپارید که می توانید تصور افکاری را در ذهن خود بکنید یعنی تفکر پیرامون تصویر ذهنی رویدادی که به آن علاقه دارید و بلا فاصله همان واقع مورد آرزو در عالم واقعیت در انتظار شماست اگر به این مسئله شک دارید از خود بپرسید اگر در عالم واقعیت نباشد پس در کجا می باشد تفکری که از کودکی در ذهن خیش داشتم این بود که خود را در کسوت یک سخنران در برنامه نمایش امشب ببینم شاید درک این مطلب به اندازه فهم این مدعا برای شما مشکل است اما این تفکر من در کودکی در همان زمان موجودیت یافت و اگر زمان وجود نداشته باشد سال 1953 و 1976 لزوما یکی هستند اگر از ته قلب ایمان بیاورید که تصویر ذهنی شما تنها به صرف تفکر همکنون تحقق یافته است دیگر وقت خود را با انتظار کشیدن تلف نمی کنید و بلا فاصله در جهت تحقق دادن به تصاویر ذهنی خود آغاز به کار می کنید تا آن را در جهان مادی و همینطور در درون نفس خود واقعیت بخشید. هر زمان که به عملی بودن تصاویر ذهنی خود و موجودیت آن شک می کنید از خود بپرسید اگر اینجا نباشد پس کجا می تواند باشد؟ و این یک سؤال بسیار بجا و سودمند است. سه تنها چیزی که کارایی دارد و برای نیل به هدف مفید است اراده و خواست شماست کافی است چیزی را بخواهید واژههایی از قبیل عزم راسق تصمیم انگیزه شخصی و پشکار و پایداری را دور بریزید ای برادر تو همه اندیشه ای ما را استخان و ریشه ای مولانا فصل دوم تفکر تفکر چیزی بیش از عمل ذهن است. تفکر در واقع تمامی هستی ماست و ما چیزی جز تفکر و یا روان خود نیستیم. تنها جز ای که از قلم رو به فکر ما جداست جسم ماست و به جز آن تفکر ما همگی هستی ما را تشکیل می دهد. جسم ما تنها ظرف یا محفظه است که ذهن ما را در خود جای می دهد و به اطراف می برد. سعی کنید درباره تفکر خود بیاندیشید. تفکری که نه تنها در درون بلکه در برون از شما نیز وجود دارد. در بد به امر این کار ممکن است دشوار باشد. زیرا عادت بر این دارید که تفکر خود را یک جریان عمل درونی بدانید که جسم شما را کنترل و هدایت می کند. حال در عوض سعی کنید نیروی تفکر خیش را جهانی بدانید که در آن متولد شده اید و در آن قوطه می خورید. یعنی تفکر عملی است که هم از شما سر میزند و هم جوهر هستی و موجودیت شماست. یعنی شما هم تفکر می کنید و هم در عین حال خود تفکر هستید و هنگامی به این تصور عادت کردید برای شما آسان خواهد بود که همه تفکرات خود را بخشی از وجود خیشتن بدانید در اینجا یک درس مختصر پیرامون آنچه تفکر نامیده می شود ارائه می گردد. تمایل برای بهبود زندگی خیشتن در واقع تفکر برای زندگی خیش است اراده شما برای زندگی در واقع تفکر شما برای زندگی است نگرش به زندگی در واقع تفکر در امر زیستن است تمامی گذشته شما از بدو تولد تا این لحظه در واقع تفکر شما نسبت به این موضوع است و چیزی بیش از یک تفکر نیست کل آینده شما از این لحظه به بعد نیست چیزی بیش از تفکر شما نیست ارتباط شما با دیگر افرادی که در زندگی شما هستند همان تفکر شماست و نه چیزی بیش از آن و اراده و تعهد شما برای موفقیت چیزی بیش از تفکر شما برای نیل به این هدف نیست آرزوی موفقیت در واقع تفکر پیرامون موفقیت است چون شما هیچگاه نمی توانید درون مغز دیگری جای بگیرید و جهان را همانند او احساس کنید در واقع از آن شخص و تجربیات و ذهن او بدور هستید و آن شخص را از طریق تفکر خود تجربه می کنید. مختصر آنکه شما از طریق جریان عمل ذهن خود به همه چیز و همه کس در این سیاره مربوط میشوید و این جهان نیست که کیفیت زندگی شما را تعیین کند، بلکه این شما هستید که تصمیم میگیرید که جهان را از طریق تفکر خود چگونه و به چه نحو ببینید گروه زیادی از متفکرین بزرگ و مورد احترام بشریت با سوابق و تخصصهای متفاوت متفقا به این نتیجه رسیدند که تفکر و ذهن ما تعیین کنندی روند زندگی ماست و مسیر آن را ترسیم می کند. فیلسوف هلندی اسپینوزا گفت تمام چیزهایی که از آنها می ترسیدم و یا مرا می ترساندند هیچ گونه جنبه های خوب یا بدی در بر نداشتند جز آنکه ذهن مرا زیر نفوذ خود می گرفتند آلبرت الیس بنیانگذار مکتب درمان با احساسات معقول گفت مردم و امور ما را برا شفته نمی کنند. بلکه این خود ما هستیم که با این باور که آنها می ما را برا شفته کنند براشفته شفته می شویم. رالف والدو امرسون می گوید ما بدل به آن چیزی می شویم که همه روز پیرامون آن می اندیشیم. بر طبق گفته شکسپیر چیزی به نام خوب و بد وجود ندارد و این تفکر ماست که آن را این چنین می کند. آبراهام لینکلن می گوید مردم به همان اندازه خوشبخت هستند که خوشبختی در ذهن خود بیافنینند و تصمیم به نیکبختی را در ذهن خود بپرورانند. نورمن وینسنت پیل میگوید تفکر خود را تغییر دهید تا زندگی شما تغییر کند حضرت مسیح میگوید شما بدل به آن چیزی میشوید که فکر میکنید آینده ما به وسیله شیوه تفکری که اغلب خود بر تعیین می شود در واقع ما بدل به آنچه پیرامون آن میاندیشیم میشویم به همه ما این نعمت و محبت عطا شده که نمایشنامه زندگی خود را بنویسیم و این برای من یک واقعیت مطلق است و به اندازه درخشندگی آفتاب حقیقت دارد. من در داستان اخلاقی خود به نام هدیه از آیکیس آوردم که آیکیس میگوید هیچ راهی برای نیل به نیکبختی وجود ندارد نیکبختی خودش یک راه است دنیای من همیشه زاییده افکارم بوده و این تفکر من بوده که دنیای مرا آفریده است بعد از آنکه مادرم با زرنگی خانواده متفرق ما را دور هم جمع کرد در شرق دیترویت سکنا گذیدیم. من همه شبهای خود را در حالی که همه افراد خانواده در خواب بودند صرف دیدن برنامه فیلم امشب که هنرویشه آن استیو آلن بود از یک تلویزیون سی سفید میکردم. من عاشق آلن زاینس بودم و در حالی که در اتاق کوچک خود در خیابان مرس می نشستم خود را یکی از بازیکنان فیلم امشب تصور می کردم و در عالم تخیل با استیو آلن گفتگو در تلویزیون را تمرین می نمودم و تجسم می کردم که از من برای مصاحبه در تلویزیون دعوت به عمل آمده و من مشغول تصیب آماده کردن بیانات خود برای پخش از تلویزیون هستم اما آنچه را در مخیله خود تصور می کردم تجسم من سیزده ساله نبود بلکه تصور من بالغ بود که در آینده تحقق یافت و بالاخره روزی رسید که من واقعی در تلویزیون ظاهر شد و پیرامون آنچه درست می پنداشتم سخنرانی کردم بیشتر این مصاحبه های تلویزیونی در زمان کودکی در ذهن من راه یافت و جزئی از معتقدات من شد و بر این باور شدم که انسان می تواند مقصد و هدف خود را انتخاب کند. این افکار در ذهن من آنچنان واقعی بودند که پیرامون آن با برادران و دوستانم سخن می رندم. و می گفتم اینها مطالبی هستند که من در آینده در برنامه فیلم امشب خواهم گفت و آنها مرا مسخره میکردند و دست میانداختند و میگفتن تو یه بچه هستی که با افکار کودکانه در وهم و خیال قوطه میخوری و در آسمان هفتم سیر میکنی و بعد از من رو بر میتافتن و به مطالب واقعی تر توجه میکردن اما تصور درونی من از خیشتن هرگز با نگرش های اونها آسیب ندید و تا اونجا که به یاد دارم توان ورود به جهان تفکر خالص را داشتم و این تفکر خالص برای من به اندازه جهان مادی عینی واقعی است هنگامی که یک پسر بچه بودم بیشتر وقتها از اون که برایم رخ میداد پیشاپیش آگاه می شدم زیرا آن را مکرر در فکر خود تجربه کرده بودم و در نوجوانی هرگز از این نیروی خود استفاده نکردم و با دیگران هم پیرامون آن سخنی نگفتم همانطور که در مقدمه کتاب متذکر شدم در سال 1974 بعد از تحول روحی که بر سر مزار پدرم برایم رخ داد دریافتم که باید تحولات بزرگی در زندگی خودم ایجاد کنم هرچند که عاشق تدریس در دانشگاه بودم یک ندای درونی به من هشدار میداد که باید مسیر زندگی خودم را عوض کنم و راه دیگری برگزینم و جهت تازه انتخاب کنم. برای حدود یک سال با این اندیشه که باید از اهمیت برخورداری از حقوق ماهانه که یک آبباری که مرتب و مطمئن بود چشم بپوشم و راه تازه برای خود برگزینم دست و پنجه نرم کردم. از پیروی از این اندیشه و آینده خود در این راه چشمانداز دلربایی داشتم. خودم را در کسوت مردی می دیدم که درباره مطالبی که در کتاب خود به نام نقاط ضعف شما نوشتم سخن می گویم. این کتابی بود که تازه از نگارش آن فارغ شده بودم و در فکر خود, موفقیت آن را مجسم می کردم. و لذا یک روز در سمینار فوق دکترای خود اعلام کردم که به زودی شغل تدریس در دانشگاه را ترک خواهم گفت. این کار مرا تکان داد زیرا در این هنگام تنها در مرحله مشورت با خانواده خود بودم اما آن را علنی نمودم و به مقامات مربوط ابلاغ کردم ظاهرا جسم من از نیروی نامرئی جهان درونی من پیروی میکرد بالاخره روز موعود فرارسید. همان روزی که تصمیمی را که اتخاذ کرده بودم در مغزم کاملا واضح و روشن و در عمل تحقق یافته بود و خود را بدون هیچ گونه تصمیم در تصمیم ماجرا ای که خود گرفته بودم یکی و تنها اما در عین حال آسوده خاطر یافتم آنچنان آسایش و آرامشی یافتم که هرگز نظیر آن را در عمرم ندیده بودم میدانستم این همان لحظه موعود تاریخی است و دیگر متکی به چک حقوق ماهانه خود نیستم به مجرد ورود به محوطه دانشگاه مستقیما به سوی اتاق رئیس خود روانه شدم تا آن لحظه در مورد استعفای خود چیزی به افراد خانوادهام نگفته بودم در آن روز یک بینش روشنی به مسئله داشتم جریان عمل ورود من به اتاق رئیس یک پدیده فکری محض بود یک تفکر محرمانه که ویژه عالم تفکر خودم بود بینشی که نمی توانستم پیش از این آن را از ذهن خود پاک کنم خودم هم نمی توانستم آن را باور کنم می رفتم که صفای خود را تقدیم او کنم و اعلام کنم که این ترم آخرین ترم تدریس من در دانشگاه است. صحبت من با رئیس بسیار مختصر و مفید بود. به او اعلام کردم که قصد دارم شغل تدریس را برای همیشه ترک کنم و به کاری بپردازم که به راستی و صمیم قلب مورد علاقه من است. او پاسخ داد در مورد تصمیم خیش عمیقا فکر کنم و با اعضای خانواده خود و همکاران مشورت کنم جواب دادم که افکار من قبلا در ذهنم ساخت و پرداخته شده و تنها تشریفات اداری آن باقی مانده تا در عالم واقعیات تحقق یابد او به من تذکر داد که استعفا از این شغل ریسک بسیار در بر دارد و یادآور شد که اداره امور زندگی و امرار معاش تنها از طریق نویسندگی و ایراد سخنرانی بسیار سخت است و افزود یافتن مشاقلی از قبیل شغل فعلی شما به واسطی افزایش تعداد مدرسین و کاهش فرصتهای شغلی در زمینه تدریس در دانشگاه ها در دهه 1970 بسیار مشکل است. پاسخ دادم از میزان و خطر بیکاری آگاه هستم و درست همین یکی از دلایل من برای تغییر مسیر زندگیم است من هم راهی را میرفتم که رابرت فراست آن راهی که کمتر کسی می نامیده است در طریق زندگی خود به یک دوراهی رسیدم و من راهی را برگزیدم که کمتر کسی در آن گام برمی و همین از من فردی ممتاز و برجسته ساخت هنگامی که اتاق رئیس را ترک کردم فردی بودم آزاد آزاد که در راهی که میخواستم گام بر می داشتم و دلگرم بودم. میزم را تمیز کردم و تصمیم خود را به دانشجویان و اساتید مشاور دوره دکترا اعلام داشتم. در حالی که میدانستم بزرگترین قدم را در زندگیم برداشتم با ماشین خود در امتداد بزرگ را به سوی خانه روانه شدم. در این زمان به کلی از نظر رسانه های گروهی ناشناخته بودم. من شغل و امنیت شغلی خود را ترک نمودم تا جهان را از مطالب تازه که در کتاب خود عنوان کرده بودم آگاه سازم. اما در عین بریدن از امنیت شغلی شیفته جذبه و حالت خود بودم زیرا قبل از آن که هدف خود را تحقق بخشم آن را در ذهن خیش رویت کرده بودم. من این اقدام ماجراجویانه را با همسر و فرزندانم در میان گذاشتم و آنها به من جرأت و دلگرمی فراوان بخشیدند و قول دادند که از حمایت بیدریق آنها برخوردار خواهم بود. چون همیشه در زندگی فرد مسئولی بوده و از عهده تعهدات مالی خود برآمده بودم به این سبب به جای اینکه در ذهن خود از تعهدات خیش در مقابل خانوادم قولی از مصائب بسازم به حسن سابقه خود متکی شدم با خود فکر کردم که از پسندازهای خود هزینه خواهم کرد و در صورت عدم تکافو وام خواهم گرفت و چون چه لازم شود برخی از هزینه ها را کاهش خواهم داد. اعضای خانواده با من توافق کامل داشتند. پول نمی توانست مرا از خیر و سعادتی که دنبال می کردم باز دارد. به نظر می رسید که آنها می دانستند این همان راهی است که علاقمند به پیمودن آن هستم و همیشه افرادی که به انسانها عشق می برزند نه تنها در چنین حالاتی امیدواری می دهند بلکه نور امید در دل خود آنان نیز می درخشد و مشته پیروزی می دهند. آنان نیز در خطرات و مشکلات خود را شریک پشتیبان و همراه من میدانستند با علم به اینکه سعی و تلاش در این راه همه ای ما را خشنودتر و خوشبختتر میکند هر مشکلی که با آن روبرو می شدم بدل به یک فرصت می شد. به من گفته شد که کتاب من با حداقل تیراش به چاپ خواهد رسید و حتی اگر از طریق رسانه ها برای کتاب خود تبلیغ کنم مؤثر نخواهد شد. زیرا بیشتر کتاب فروشی ها کتاب های مرا برای فروش نخواهند پذیرفت. تصمیم گرفتم که تعداد زیادی از نسخه های کتاب خود را خودم خریداری نمایم و آنها را برای فروش عرضه کنم. در بعد و امر شخصا توضیح کنندی کتاب خیش شدم. و در سال 1976 کتاب را به صورت امانی نزد کتاب فروشی ها در سراسر سر امریکا می سپردم. از این طریق بخت به یاری من آمد و با افراد جالب توجهی آشنا شدم که یکی از آنها شخصی به نام دونا گولد بود که پس از خواندن کتاب من بدل به یکی از طرفداران سرسخت نظرات من شد و ساعت زیادی از وقت خود را برای اداره امور مسافرتی من به رایگان صرف کرد او میدانست که من بیشتر هزینه های خود را شخصا میپردازم و به این خاطر مقدار زیادی وقت و انرژی خود را در اختیار من گذاشت شرکت انتشاراتی که کتاب های مرا من منتشر میکرد، پس از دیدن نتایج شروع اشتیاق من و موفقیت های حاصل از آن به این نظرات ایمان آورد و به زودی بدل به شخصی شدم که در اتومبیل خود سوار شده و از این شهر به آن شهر میرفتم و در مصاحبه با روزنامه های محلی و تلویزیونی شرکت میکردم. ابتدا در امتداد شهرهای سواحل شرقی امریکا به سمت شمال و جنوب رفتم پس از مدتی به شهرهای ایالات مرکزی و بالاخره به سراسر کشور به همراهی همسر و دخترم مسافرت می کردم. همه هزینم را خودم می پرداختم و در هتل‌های ارزان قیمت زندگی می کردم. و مهمتر از همه از هر لحظه از این سفرهای ماجراجویانه خود لذت می بردم و در این حال به نطرت پیرامون مادیات و در پول می اندیشیدم. من قبلا سه کتاب پرفروش تعلیف کرده بودم و تعداد زیادی مقالات علمی بدون بردن سود نوشته بودم در نتیجه انگیزه من مادی نبود تنها میخواستم کاری را که دوست داشتم انجام دهم و آقا بالا سر نداشته باشم و به کسی جوابگو نباشم چون از پس خودم هزینه این سفرها و خرید کتابها را تأمین می کردم بر جنبه های مختلف این تحول و اطلاع کنترل کامل داشتم ماها یکی پس از دیگری سپری می گردید و برنامه مصاحبه های من بسیار فشرده شد و تا پانزده مصاحبه در روز افزایش یافت به کتاب فروشی هایی که مراجعه می کردم شروع به سفارش مجدد کتاب های من از انتشاراتی ها نمودن. در آخواست کار تنها شهرهای کوچک مرا برای مصاحبه های تلویزیونی و مطبوعاتی دعوت می کردن. اما اکنون رسانه های شهرهای بزرگتر مرا در برنامه های خود منظور می نمودن. قبلا از کارشناسان فن در امور انتشاراتی و تبلیغاتی شنیده بودم که تنها راهی که می توان با تمامی مردم امریکا در دهه 1970 صحبت کرد مصاحبه از طریق شبکه تلویزیونی است. اما این راه بر روی من بسته بود زیرا فاقد شهرت و سابقه لازم برای این کار بودم. آنها به من گفته بودند اگر بتوانم چند هزار جلد کتاب در محدودی نیویورک بفروشم و کتابم چند بار تجدید چاپ شود و بتوانم یک امتیاز انتشاراتی برای ارتقای رتبه در دانشگاه بگیرم، باید خیلی خوشحال و ممنون باشم. آنها از این گفته ویکتور هوگو قافل بودند که می گفت هیچ چیز در جهان نیرومندتر از اندیشه ای نیست که زمان اجرای آن رسیده باشد. یک عقیده چیزی جز یک شیوه تفکر نیست. ناشرین شیوه تفکر خود را داشتند و بر طبق آن رفتار می کردند. من هم شیوه تفکر خودم را داشتم. من با این عقیده اونها موافق بودم که آسان ترین راه برای گفتگو با همه افراد در امریکا گفتگو از طریق رسانه های گروهی است اما این تنها راه نبود من می توانستم با صرف وقت و انرژی کافی و احتمال ضرر و زیانی که لازمه این کار است با همه افراد در امریکا تماس حاصل کنم من برای این کار اشتیاق زیاد داشتم و می توانستم هر مانعی را در این راه بردارم و بدل به یک فرصت کنم و در هر مورد این شیوه برخورد من موفقیت آمیز بود به هر میزان که چیزی را در فکر خود میپروراندم به همان اندازه به آن جامعه عمل میپوشاندم نه به وسیله جنگ و دعوا با هر کس یا هر چیز یا با سر به دیوار کوبیدن بلکه با خوشرویی و عشق و تبسم هر روز در راه زندگی برای من یک تفنن و سرگرمی آکنده از لطف و صفا بود. هر یک روز، هر یک مصاحبه، هر شهر جدید و هر دوست تازه برای من نشات آور، شورانگیز و حیجان بود. ماها یکی پس از دیگری سپری شد و به سال رسید و من هنوز در جده ها از این سو به آن رفتم. در این فاصله وضع مالی من به نحوی سر و سامان گرفت تا آنکه یک روز برای مصاحبه رادیویی در ایستگاه کیماکس در شهر سنت لوئیس حاضر شدم همچنین یکی از دوستانم که نماینده من نیست هست تلفنی اطلاع داد که کتابم در ردیف پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز ظاهر خواهد شد که در هفته بعد معلوم شد در مقیاس سنجش فوق در سراسر کشور به رتبه هشتم نائل شده است به این ترتیب به هدفی رسیده بودم که همگان آن را بدون ظاهر شدن در تلویزیون ملی یا رادیو غیرممکن میپنداشتند بدون استفاده از امکانات تبلیغاتی فوق توانسته بودم به میان مردم کشور بروم به طوری که کتابهای مرا به میزانی خریداری کنند که در ردیف پرفروشترین کتابها نامم ظاهر شود و خودم هم از حیبت این پیروزی تکان خورده و مات و حیرت زده بودم اما این تنها آغاز کار بود و تازه تصورات درونی و افکار من میرفت که جامعه عمل بپوشند. هر را فکر کرده بودم در عالم مادی تحقق میاد و مهمتر از همه ذهن خود را باز میگذاشتم تا بگذارم هدفهایم مرا بیابند و به من اصابت کنند ذهن خود را از افکار منفی و قضاوت پیرامون همه چیز پاک کرده بودم و اینها همان موانعی بودند که در گذشته صد راه پیشرفت های من بودند. پس از این مرحله تحولات دیگری رخ داد. شروع به ورزش روزانه کردم. در ابتدای کار به میزان کم اما روزانه بران افسودم. در ماه اوت 1976 برای اولین بار به میزان یک مایل بدون توقف دویدم در پایان این فاصله مدتی آهناله کردم و خسته و حسبانی بودم با این حال این فاصله را با خوشنودی و رقبت درونی به پایان رساندم. روز بعد باز سعی در انجام این تمرین کردم و همینطور هر روز ادامه دادم تا بعد از یک هفته یک مایل را به راحتی می دویدم. دو ماه بعد هشت مایل را به آسانی میدویدم و هر بار به سرعت دویدنم می افسودم. به این ترتیب از هفتم اکتبر 1976 بدون وقفه این تمرین به میزان هشت مایل در روز ادامه داشت. در این مدت پیرامون رژیم غذایی خود مقیدتر شدم و عادات غذاخوری خود را اصلاح کردم و غذاهایی را که به لحاظ بهداشتی ناسالم میدانستم از برنامه حذف کردم هرچه ذهنم روشنتر میشد افکار پیرامون این و آن بیشتر از ذهنم بیرون میرفت و بیشتر به مراقبت از سلامت جسم خود و موازین بهداشتی می پرداختم و احساس شادمانی بیشتری می کردم و با خیشتن با و هماهنگتر می شدم. نهایتا به جایی رسیدم که خیشتن را فراموش کردم و به طور خودکار به احساس نیرومند و هدف و رسالت خود اتصال یافتم. در اینجا مشخص شد که چگونه روشنی قلب و حالت اشراق به انسان روی می آورد. انسان ابتدا چند مرحله را طی می کند. نخست ذهن خود را بر خیشتن تمرکز می دهد و آگاهانه در بهبود شخصیت خیشتن کار می کند تا التهاب درونی او ناپدید شود. پس از رفع آشفتگی و آشوب درون هدف انسان بیش از پیش متوجه آمیزش و تبادل احساسات با دیگران می شود. هنگامی که احساس درونی معتبری از عشق و هماهنگی با دیگران به انسان روی می آورد و قلب انسان آکنده از عشق و محبت می شود ناگزیر همانی را که خود دارد به جهان بیرون و دیگران ارائه می دهد. با افزایش فروش کتاب های من و احراز مقام مقام در ردیف پرفروشترین کتاب ها در سراسر امریکا دعوت از من برای مصاحبه و سخنرانی در رسانه های گروهی و خصوصی به میزان چشمگیری افزایش یافت. برنامه های تلویزیونی که سابقا نسبت به من بی بودند و اغلب تقاضای منشی مرا من برای دعوت از من با سردی رد می کردند، اکنون در پی یافتن وقت خالی در برنامه های من برای دعوت بودند. من در یکی یک که یک برنامه ها شرکت می کردم به ته چند ماه فروش کتاب من در صدر لیست پرفروشترین کتاب ها قرار گرفت و برای دو سال این مقام را حفظ کرد یک روز یک تلفن سهرامیست به من شد که به طور به طرز مجزاسایی به رویایی که در دوران نوجوانی هنگام تماشای برنامه های تلویزیونی در دیترویت در ذهنم ایجاد شده بود تحقق بخشید و آنچه سالهای متمادی برایم یک آرزو بود برآورده شد شخصی به نام هاوارد پاپوش که مسئول برنامه فیلم امشب بود در یک میهمانی در راک ایرلند یک نسخه از کتاب مرا به شخصی که آزم لس آنجلس بود داده بود او کتاب مرا با خود به آن شهر برد و هفته بعدی یکی از مسئولین این برنامه به من تلفن کرد که آیا حاضرم به آن شهر سفر کنم و دعوت آنها را برای اجرای مقدماتی یک برنامه مصاحبه تلویزیونی در ایستگاه فرستندهی بربنک بپذیرم پس از ده روز در اتاق کار هاوارد در حال صحبت کردن پیرامون مطالبی که به اونها اعتقاد داشتم بودم تا اون روز صدها مصاحبه انجام داده بودم و دریافتم بهترین تکتیک در مصاحبه آن است که خودم باشم یعنی طرف مصاحبه هر کس که میخواهد باشد من باید خود و نفس اصیل خودم باشم و نه چیز دیگر درست به راحتی زمانی که در اتاق نشیمن خانه خودم هستم مصاحبه تلویزیونی من و هاوارد بسیار جالب و موفقیت آمیز بود و از آن روز تا به حال دوست صمیمی و نزدیک من شده است یک هفته بعد برای اولین بار در برنامه فیلم امشب در صفحه تلویزیون ظاهر شدم آن روز دوشنبه بود میزبان تلویزیونی من در این برنامه شیکی گرین ستاره و کمدین معروف لاس بود درست قبل از شروع مصاحبه در راه رو ایستاده بودم که چشمم به چند تلفن سکه ای افتاد تصمیم گرفتم به همسرم تلفن کنم تا او را در شور و اشتیاق خود سهیم کنم هنگام مکالمه تلفنی با همسرم مردی را دیدم که در تلفن مجاور مشغول صحبت است او اولین میهمان تلویزیون برای مصاحبه در آن روز بود با کمی دقت او را شناختم او استیو آلن یعنی همان مردی بود که تقریبا در 25 سال قبل در عالم خیال هر شب با او به گفتگو می پرداختم. ضبط نوار ویدیویی مصاحبه من در آن شب خیلی برایم آور و شورانگیز بود. من پانزده دقیقه فرصت داشتم که از طریق شبکه تلویزیون سراسری مطالبی که به نظرم بسیار مهم بود بیان کنم و این رویای دیرینه ای بود که بالاخره به تحقق پیوست هنگامی که به فرودگاه رفتم تا با پرواز شبانه به سوی ساحل شرقی امریکا پرواز کنم از شدت خوشی در آسمان هفتم سیر می کردم. در فرودگاه مرا به اسم صدا کردند که کسی با تلفن میخواهد با من صحبت کند و این هاوارد بود که میخواست این خبر بد را به من بدهد که نوار پخش برنامه سخنرانی من که قبلا ضبط شده بود به علت برخورد با زمان کنگره ملی حزب جمهوری خواه برای زمان نامعینی که وقت آزاد فراهم شود به تعویق افتاده است و این واقعی بود که برای اولین بار پس از سالیان متمادی رخ میداد که برنامه به دلایلی از این قبیل حذف شود هنگام پرواز با خود فکر می کردم که آیا این مصاحبه من پخش خواهد شد یا نه اما یک روز بعد هاوارد به من زنگ زد و از من خواست که مجددا به لس آنجلس پرواز کنم و نواری برای مصاحبه برنامه تلویزیونی با جانی کارسون پر کنم و مشته داد که در همون هفته پخش خواهد شد لذا برای سومین بار به لس آنجلس پرواز کردم و مصاحبه تلویزیونی با جانی کارسون را در روز چهارشنبه به انجام رساندم اما مدت مصاحبه تنها شش الی هفت دقیقه بود و به واسطه کوتاهی زمان مصاحبه جنی از من خواهش کرد که اگر ممکن است دو روز بیشتر توقف کنم و در برنامه مصاحبه روز جمعه مجددا ظاهر شوم من دو روز دیگر توقف کردم و یک مصاحبه دیگر در تلویزیون آماده کردم که یک هفته بعد و از روز دوشنبه نوار از قبل آماده شده از تلویزیون پخش شد من از یک فرد گمنام که فقط می توانست در یک برنامه مصاحبه محلی نوبت بگیرد بدل به شخصی شده بودم که بر روی شبکه تلویزیونی برای سه برنامه فیلم امشب ظاهر می گرد که 11 ده روز پخش شدن. دیگر گفته تورئو از نظر من مطلقا درست بود که میگفت اگر انسان با اعتماد به نفس در جهت تحقق خواسته ها و رویاهای خود گام بردارد و سعی بلیغ نماید که به شیوهی که در تخیل خود آرزو می کرده زندگی کند موفقیت و کامیابی به طور غیر منتظره و در ساعاتی که فکرش را نمی کند به سر وقت او خواهد آمد. کتاب نقاط ضعف شما به 26 زبان ترجمه شد و کتاب نوارها، مقالات و سفر به کشورهای دیگر برای سخنرانی های علمی مربوط به روانشناسی یکی بعد از دیگری در سر راه من قرار گرفتند و فرصتی بود برای متحول کردن و بهبود بخشیدن به زندگی میلیون ها انسان در اولین سال فعالیت در شغل آزاد بدون امنیت شغلی پولی که آید من شد بیش از مبلغی بود که در طی 26 سال استخدام با امنیت شغلی از طریق حقوق ماهانه نصیب من شده بود چرا تجسم فکری می کنیم و چگونه این عمل را انجام می دهیم؟ مطمئن هستم که تفکرات در عالم واقعیت وجود خارجی دارند. و تحقق مییابند اگر افکاری که در ذهن ما هستند به نحو مناسبی تقویت شوند و درونی گردند در عالم مادی واقعیت وجودی و تجسم عینی خواهند یافت ما در ذهن خود تصاویری میسازیم و پیرامون آنها تفکر میکنیم این تصاویر بدل به حقیقت درونی ما میشوند و انگامی که دلیل و چگونگی این فرایند به تصور را می آموزیم بر مرکب موفقیتی سوار هستیم که به طور غیر منتظر در مواقع عادی در خانه ها را می زند. چهار اصل تجسم معصد فرایند ایجاد تفکر برای تجسم درونی را بدون محدودیت در جهان مادی مورد توجه قرار دهید. شما نیاز به حواس پنجگانه خود برای ورود به عالم تفکر را ندارید و می توانید در تفکر خود قوته ور شوید و به جلو و عقب سیر و سیاحت کنید و این درست عین همان کاری است که در عالم رویا انجام می دهید. در عالم تفکر یا عالم رویا هیچ معلولی به پیش نیازی که علت نامیده می شود احتیاج ندارد. به عبارت دیگر قانون علیت در اینجا معنی و مفهومی ندارد. چهار اصل اساسی که شما را قادر می سازد که عالم غیر مادی را هم برای جهان مادی و هم در قلمرو فکری خود به کار بندید به قرار زیر هستند. یک اعمال شما از تصورات شما ناشی می شود. همه رفتارهای شما از اندیشه های شما سرچشمه می گیرند و هر رفتار به دنبال اندیشه که از آن نشعت می گیرد بروز می کند. اگر خیشتن را در یک زمینه به خصوص نالایق و ناتوان بدانید و همواره با تصویر ذهنی این تفکر را در ذهن خود تحکیم کنید رفتار شما بر طبق تصور شما خواهد شد و اعمال شما در آن زمینه ناشایسته می شود. فرض کنید شما آماده سفر کردن با شش چمدان هستید و در میابید که صندوق اتومبیل شما تنها برای جای دادن پنج چمدان طراحی شده است. آن تصویر ذهنی که در این زمینه از برای خود برمیگزینید تعیین می کند که چند چمدان با خود خواهید برد. اگر با خود فکر کنید که این اتومبیل بیش از پنج چمدان گنجایش ندارد و لذا تعداد چمدانها را به پنج کاهش خواهم داد در این صورت این همان کاری است که خواهید کرد اما اگر با خود بگویید که من با شش چمدان به مسافرت خواهم رفت و تصویر ذهنی مسافرت با شش چمدان را در ذهن خود ترسیم و پایدار نمایید در این صورت بر طبق این تفکر رفتار خواهید کرد و مثلا با خود خواهید گفت من میدونم چگونه هر شش تا چمدون رو جای بدم اونقدر اشیای درون ماشین رو جابجا جا خواهم کرد تا بالاخره جای باز بشه من به افکار به عنوان ابزار کار همانند اشیاء مینگرم. زیرا مثلا در رفتن به تعطیلات همان قدر در انجام سفر شما موثر هستند. که ابزار مادی دیگر مانند اتومبیل چمدان ها نقشه راه، بنزین پول و هر چیز دیگری که در جهان مادی مورد نیاز است مؤثر است. نکته مهم اینکه فکر، اولین گام در فرایند زندگی است و شما را در درک اهمیت نقش تجسم و تصور در جهت مثبت یاری می‌دهد. به عنوان مثال، نقش تفکر را در مورد کسب ثروت و تمکن مالی بررسی کنید. اگر تجسم شما از خیشتن قوت خوردن در ثروت است و اگر بدون توجه به مشکلاتی که در سر راه شماست این تجسم و تصور را در ذهن خود دائمی و پایدار می کنید و اگر آن را مطلقا حق و سرنوشت خود می دانید و می بینید که به آن نائل خواهید آمد در این صورت رفتار شما در جهت تحقق این تصویر ذهنی خواهد بود و این تصویر را عروس ذهن و وجه مسلط در عالم تفکر خود می کنید. برای تحقق خواسته خود هر روز به جای سه بار پانزده بار به این و آن تلفن می کنید. برای اندوختن ثروت بخش مهمی از درآمد خود را پسنداز که یک شرط اساسی برای ثروتمند شدن است می کنید. زیرا پسنداز به معنی پرداختن پول به خیشتن است. در این صورت در ذهن خود خیشتن را فردی متمکن مجسم می کنید و با افرادی که این تصویر ذهنی شما را تشویق و تحکیم می کنند می جوشید و منوس میشوید و به کلاس هایی می روید که در آن موضوعاتی در رابطه با رسالت شما بحث می شود و به طور مستمر شخصیت و منش و شیوه زندگی خود را بهبود میبخشید. و از علم و تجربه کسانی که در این راه گام برداشته و موفق بودند بهره می گیرید. سرگذشت کسانی را که به رغم تنگ دستی و بینوایی اولیه به موفقیت رسیدند مطالعه می کنید. همه تجربه زندگی شما بر محفر تصور و تجسمی از خیشتن دور میزند که غرق در وفور نعمت است و زندگی با برکت و سرشار از سعادت بهرهمند است و همه اینها تنها ناشی از یک چیز یعنی تفکر است. عکس این مطلب هم در خور بررسی و واجد اهمیت است اگر تصویر ذهنی شما از خیشتن فردی فقیر بیچاره و مفلوک باشد همه فعالیت های روزانه شما در جهت تحکیم و تثبیت این تصویر ذهنی خواهد بود با مردمانی فقیر و درمانده و ناموفق معنوس و محشور می شوید. سرگذشت مردمان شکست خورده ناکام و بد را مطالعه می کنید. از تجربه و اقدام به امور تازه می پرهیزید و از بهبود نفس و اصلاح خیشتن با این اعتقاد که انسانی بیچاره هستید تفره می روید. همه رفتارهای شما ناشی از تجسم خود از خیشتن است. افراد موفق را خوشبخت مادرزادی تلقی می کنید که از اول در شرایطی مناسب متولد شدن و نمایشنامه زندگی آنها در آسمانها بر اساس نیکبختی ذاتی نوشته شده. اگر برای نیل به خیر و برکت گامی بردارید، از همان ابتدای کار تفکر شما این است که در این هدف ناکام خواهید شد و به هر حال موفقیت برای شما مقدر نگردیده است. عملاً هر رفتاری که دارید نتیجه تصویری است که قبل از اقدام به عمل در ذهن خود دارید. اگر خود را از اینکه در جلوی گروهی بیستید و سخنرانی کنید عاجز ببینید در این صورت از این کار پرهیز خواهید کرد و به سادگی از صحنه کنار می روید و عمل خود را با این استدلال که ذاتا شخصی خجالتی هستید توجیه می کنید. یک شخص محجوب از خود تصویری محجوب می سازد و مرتبا این تصور را در ذهن خود تلقین و تکرار می کند و تا زمانی که خود را نتواند به صورت یک فرد با شهامت تجسم نماید رفتار او بر طبق تصویر ذهنی که از خود می سازد خواهد بود شرایط محیطی شما هرچه می خواهد باشد این شما هستید که نقاش صحنه های زندگی خود هستید و نمایشنامه زندگی خود را می نویسید و تصویر ذهنی خود را میآفرینید و آن را کارگردانی می کنید و به این تصاویر ذهنی تحقق می بخشید و مجری آن می شوید. شرایط زندگی شما زندگی شما را تعیین نمی کنند. فقط آشکار کننده آن تصویر ذهنی هستند که تا به حال برای خود برگزیدید. از سر و ظاهری شما گرفته تا بهداشت، تغذیه، سلامت مزاج، وضع مالی، کیفیت روابط اجتماعی و هر چیز دیگری که مستلزم اقدام به عملی از سوی شماست و همه و همه بر اساس رفتار ناشی از تصویر ذهنی است که از خیشتن دارید. ذهن شما همه تصاویر ذهنی را که برگزیده اید انبار می کند و رفتار روزمره شما اطاعت دستورات صادره از سوی افکار شماست. محال است انسان بدون آنکه ابتدا فکری در سر داشته باشد دارای احساسی باشد. رفتارهای شما ناشی از احساسهای شماست و احساسهای شما به نوبه خود ناشی از افکار شماست و لذا آنچه را باید تغییر دهیم افکار ماست و نه رفتارهای ما افکار ما یعنی آنچه در زمیر آگاه ما نقش بسته و رفتارهای ما از آن ناشی می شود. اگر افکار ما درست نماینده همان چیزهایی باشد که واقعا و اصالتا خواهان آن هستیم احساسهای درست و مناسب و در پی آن رفتارهای دلخواه ما خود به خود بروز می کنند. به این مطلب ایمان بیاورید تا درستی آن را با چشمان خود ببینید. دو با خود بگویید که هر آنچه در ذهن خود مجسم می کنید بلا فاصله در جهان واقعیات تحقق می آبد. به یاد داشته اید آنچه را انشتن درباره زمان به ما آموخت. این بود که در جهان چیزی به نام زمان وجود ندارد. زمان تنها ابتکار و ابداع انسان به خاطر نیاز او به تجزیه و تفکیک به واسطه دید محدود اوست و نه چیزی غیر از آن باز هم تاکید می کنم زمان در جهان وجود ندارد ذهن خود را بر روی این چند کلمه و امکان صحت آن باز بگذارید و با تمام نیرو در مفهوم آن غرق شوید حال تصور کنید در جهانی که زمان وجود ندارد آنچه را در ذهن خود بتوانید تجسم کنید فورا در جهان خارج تحقق مییابد زیرا در جای دیگری نمیتواند وجود داشته باشد آن چیزی که مغز یا فکر یا اندیشه نامیده میشود بلا فاصله در جهان مادی موجودیت مییابد آری در همین جا نه در جهان و یا در منظومه شمسی دیگر اما نمیتوان تنها به تخیل و تجسم چیزی در ذهن اکتفا کرد و دست روی دست منتظر تحقق یافتن آن گردید تا برای ما آماده شود باید درک کنید که بخت و اقبال تحقق بخشیدن به افکار و آرمانها و واقعیت دادن به آنها در اختیار شماست واقعیت مادی این آرزوها همکنون در همین جا برای شما فراهم است فقط کافی است با آن تماس حاصل کنید و به آن مربوط شوید نقش شما به عنوان یک مجسم کننده آرمان ها این است که آنها را از تصورات آسمانی به زمین بیاورید و در جهان مادی محقق سازید. فرض کنید خود را در حالی مجسم می کنید که موفق به فروش پنج میلیون واحد از فلان کالایی که اختراع کرده اید شده اید. ممکن است با خود بگویید چگونه می توانم پنج میلیون عدد از کالایی که حتی آن را تولید نکردم بفروشم. پاسخ این است که آنچه را در ذهن مجسم کرده اید همکنون موجود است. باز هم ممکن است سوال کنید اما چه کسی این کالا را خواهد خرید؟ آن پنج میلیون خریدار در کجا هستند؟ آیا در سیاره دیگر یا در منظومه شمسی دیگری هستند؟ البته که نه، از در همین جا در روی همین زمین هستند. البته گام های زیادی برای تحقق بخشیدن به این تفکر و آوردن آن به عالم مادی لازم است. مثلا باید شیوه تولید و توزیع کالا و نیز تبلیغ برای فروش آن را آموخت و گام های بعدی پیشا پیش در افکار خریداران وجود دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که افکار خود را به افکار خریداران مرتبط کنید و از این طریق آنچه در ذهن مجسم کرده اید شروع به تحقق یافتن در عالم مادی می کند. فرض کنید خیشتن را کسی تصور کنید که می تواند یک مسابقه دوه چلو دو چل و دو کیلومتر را بدود. حال سوال این است که شما در کجا این مسافت را خواهید دوید؟ آیا در جهان دیگری؟ نه همینجا و همین حالا. هنگامی که برادران رایت آرزوی پرواز را در مخیله خود می و در ذهن خیش مجسم می واقعیت پرواز حاضر و موجود بود. و نیاز به اختراع و ابداع واقعیت دیگری نبود تا امکان پرواز را برای انسان فراهم سازد. تنها نیاز به این بود که افکار خود را به واقعیتی که از قبل حاضر بوده مرتبط و متصل سازند و لذا هنگامی که افکار برادران رایت همانند رادیویی که با امواج مربوطه میزان می شود به واقعیت پرواز میزان و متصل شد و هواپیما به صورت یک واقعیت در زندگی انسان ظاهر شد تصویری که شما از خیشتن به عنوان یک انسان سالم دارید همین از سائه در اینجا حضور دارد و این شما هستید که به وسیله افکار ناسالم پوسیده و باقی مانده از قبل محاصره و آلوده شده اید در که این مطلب که هرچه را در ذهن خود بتوانید مجسم کنید و ببینید فوراً موجودیت میابد و صورت واقعیت به خود میگیرد شما را در به عهده گرفتن مسئولیت کلیت زندگی خیشتن یاری می دهد. همه چیز در جهان انرژی است. هیچ چیز حالت جامد ندارد. هر چیزی در چارچوب واقعیت خود مرتعش می شود و نوسان می آبد. با آنکه جسم به نظر جامد می آید، در زیر میکروسکوپ همه چیز در جنب و جوش و حرکت دیده می شود و همین ماده جامد به ظاهر مرده دنیایی از حیات و فعالیت و جوش و خروش است که همه اجزای آن با سرعتی که به میزان مختصری از سرعت نور کمتر است در ارتعاش هستند و از این شدت حرکت است که جامد به نظر می رسند. انرژی جوهر اولیه ساختار کائنات است و تفکر جزئی ای از این انرژی است و لذا هنگامی که اندیشه در سر دارید که آرزوی تحقق یافتن آن در جهان عمل را می کنید به یاد داشته باشید تنها کاری که باقی می ماند این است که امواج مغز خود را با امواج آن رویداد میزان کنید یعنی درست همانند میزان کردن موج رادیو با فرکانس موج فرستنده دلخواه به خاطر بسپارید که می توانید تصور افکاری را در ذهن خود بکنید یعنی تفکر پیرامون تصویر ذهنی رویدادی که به آن علاقه دارید و بلا فاصله همان واقع مورد آرزو در عالم واقعیت در انتظار شماست اگر به این مسئله شک دارید از خود بپرسید اگر در عالم واقعیت نباشد پس در کجا می تواند باشد تفکری که از کودکی در ذهن خیش داشتم این بود که خود را در کسوت یک سخنران در برنامه نمایش امشب ببینم. شاید در که این مطلب به اندازی فهم این مدعا برای شما مشکل است. اما این تفکر من در کودکی در همون زمان موجودیت یافت. و اگر زمان وجود نداشته باشد سال 1953 و 1976 لزوما یکی هستند اگر از تای قلب ایمان بیاورید که تصویر ذهنی شما تنها به صرف تفکر همکنون تحقق یافته است دیگر وقت خود را با انتظار کشیدن تلف نمی کنید و بلافاصله در جهت تحقق دادن به تصاویر ذهنی خود آغاز به کار می کنید تا آن را در جهان مادی و همینطور در درون نفس خود واقعیت بخشید. هر زمان که به عملی بودن تصاویر ذهنی خود و موجودیت آن شک می کنید از خود بپرسید اگر اینجا نباشد پس کجا می تواند باشد و این یک سؤال بسیار بجا و سودمند است. سه تنها چیزی که کارایی دارد و برای نیل به هدف مفید است اراده و خواست شماست. کافیست چیزی را بخواهید واژههایی از قبیل عزم راسق تصمیم انگیزه شخصی و پشتکار و پایداری را دور بریزید اینها مفاهیمی نیستند که شما را در درک معنی تجسم ذهنی و به کار بستن آن در زندگی یاری دهند بارها از افراد میشنوم که میگویند من منتهای سعی خودم را کردم سخت کوشیدم، اما باز هم نتیجه نداد ماها استقامت کردم اما آنچه را میخواستم به دست نیاوردم اما کلید معما و گرهگوش های کار از صحنه قایب است به عبارت دیگر واژه کلیدی در اینجا خواست است که در جملات فوق دیده نمی برای آنکه یک تجسم ذهنی را بتوان در عالم واقعی و مادی واقعیت بخشید باید بخواهیم هر آنچه را برای تحقق آن لازم است انجام دهیم و این تنها مهمترین جنبه تجسم و تصور است هر چیزی را که بتوانید در ذهن خود مجسم کنید بلافاصله در عالم واقعیت موجودیت مییابد تنها چیزی که باید به آن اضافه شود خواست و اراده شماست پس از فراغت از تحصیلات دانشگاهی برای تحقق بخشیدن به رویه های دیرینه خود حاضر به دست زدن به هر کاری بودم اگر لازم میشد که شهر و دیار خود را ترک کرده و به گوشه دیگر کشور بروم یا زیر بار قرض بروم یا برای سالیان متمادی روزی 18 ساعت کار کنم و یا خانوادم را ترک کنم حاضر به انجام آن بودم زیرا میدانستم خانوادم پشتیبان رویاهای من هستند. هنگامی که پیرامون تصورات مثبت و تجسم خلاق خود سخنرانی می کنم معمولا یکی از شنوندگان دستش را بالا می کند و می گوید من برای تحقق بخشیدم به رویاه هایم خیلی تلاش کردم اما به هدف خود نرسیدم چرا؟ پاسخ من به این سوال این است شما برای نیل به هدف خود از انجام چه کاری بود که خود داری کردید؟ و پاسخ معمولا چیزی از این قبیل است من نمیتونم خونه و زندگی و زن و بچم رو از اینجا بردارم و به جای دیگری برم تا به رویاه های خود تحقق بخشم. و من میگویم پس بهتر است که میزان تمایل و علاقه خود برای تحقق بخشیدن به رویاه های خیش را مجددا بررسی کنید که تا چه حد حاضرید برای نیل به آنها تلاش و گذشت نمایید. من معتقدم که تمایل به دست زدن به هر اقدام ممکن برای رسیدن به رویاها عامل اصلی و تعیین کننده پیروزی است. اصیل ترین حالت ذهن انسان اراده و خواستن است. درست مانند این است که ندایی در زمین انسان میگوید من خوشبخت هستم و خوشبختی را به آن کسی میرسانم که به من گوش فرا دهد و پیام مرا بشنود و اقدام بعدی بلافاصله گام برداشتن برای تحقق بخشیدن به رویا است و این چیزی نیست که یک مجموعه پر طول و تفصیل از هدفهای گوناگون را در برداشته باشد و بالعکس یک ندای درونی است مبنی بر اینکه من به هر اقدامی برای انجام این کار دست خواهم زد زیرا احساس می کنم که به خیر و صلاح من است من بر این باورم که اراده و خواست مترادف با درستی راه است اگر شما برای نیل به رویاها و آرزوهای خود فاقد خواست و اراده کافی هستید و به اندازه لازم ثابت قدم نیستید توصیه می کنم که این رؤیاها و آرزوها را مجددا بررسی کنید. ممکن است یک پیام درونی به شما ندا دهد که اینها واقعا آن چیزهایی نیستند که شما می خواهید. چه در غیر این صورت با اطمینان و اعتماد به نفس کامل بدون توجه به موانع و مشکلات و یا حرفهای این و آن به پیش می رفتید و به موانعی که شما را از تحقق بخشیدن به تجسم ذهنی خود من می کردن توجه نمی کردید. من در اتاق کار خود دو قاب به دیوار آویختم. یکی عکس آلبرت اینشتن است که در زیر آن این جمله نوشته شده. روحهای بزرگ و ارجمند همیشه با مخالفت خشونت آمیز افکار عوام درگیر بودند. قاب دیگر فقط شامل یک بیان به این مضمون است. من مدیون و ممنون همه اونهایی هستم که به من نگفتند. زیرا مرا برانگیختند که آنچه را از آنها میخواستم خودم انجام دهم. چه سخن بزرگی چه پیام ارزشمندی. یک نکته ذاتی مستتر در این اصل سوم احساس باز بودن ذهن است هنگامی که برای دست زدن به هر اقدام لازم برای تحقق بخشیدن به رویاهای خود آماده هستید افکار و قلب شما به روی همه امکاناتی که برای شما در مقام یک انسان فراهم است باز است هیچ اقدامی بیمورد و مزخرف به نظر نمی رسد هیچ گونه مانع و یا یس و ناامیدی به زمیر شما راه نخواهد یافت و چشم و دل شما به روی همه چیز گشوده خواهد بود علاوه بر این هنگامی که ذهن خود را به وفور و فراوانی و وسعت باز می گذارید با وسعت و در وفور و فراوانی عمل میکنید کارشناسان متخصصین بارها به من گفتند تبلیغ به مردم جهان پیرامون مطالبی که من آن را در کتاب خودم به نام نقاط ضعف شما مدون کردم عملی بیهوده بوده است اما از طی قلب درک می کردم که هرچند ممکن است نصیحت آنها برای خودشان درست باشد اما مرا در انجام کار مسمم تر کرد. در عوض اینکه که کوشش برای نوشتن این کتاب برایم یک رنج و عذاب برای نیل به هدف باشد هر گام در این راه برایم لذت بخش بود. هر بار که بر مشکل پیروز می شدم در درون خود این پیروزی را جشن می گرفتم و می دانستم آنچه را ما هدف و مقصد می نامیم وهم و خیال بیش نیست زیرا آینده وجود ندارد تنها واقعیت زندگی ما که می جوشد و می جوشد و می خروشد و دستن در کار است همین زمان حال است به محض آنکه بدون توجه به مسائل و مشکلات خواهان انجام کاری یا نیل به هدفی باشید آغوش باز شما به مسئله منجر به نوعی هماهنگی درونی خواهد شد که اجازه نمی دهد دست از پیگیری بردارید و هدف خود را رها کنید. خواستن به معنی تحمل رنج یا دست زدن به هر کاری نیست. خواستن و اراده کردن نوعی تفکر و جهتگیری فکری است که در اغلب حالات کافی است. چهار به خاطر داشته باشید که در جهان چیزی به نام شکست وجود ندارد به خاطر بسپارید هر چیزی که در ذهن تصور کنید به آن نائل خواهید آمد شما هرگز شکست نمی خورید. فقط نتیجه حاصل می کنید آری تنها نتیجه به بار می آورد اگر سعی در پرتاب توپ بازی گلف در فاصله 100 متری می کنید و توپ به سمت راست منحرف می شود شکست نخوردید، تنها نتیجه بار آورده مفهوم شکست در ذهن شما ناشی از اعتقاد شما به عقیده دیگری است یعنی بر اینکه می توانستید توپ را به نحو دیگری پرتاب کنید اما در عالم واقعیت شما توپ را به هیچ طریق دیگری غیر از آن کردید نمی توانستید پرتاب کنید که باز هم نتیجه ای بار آورده اید که در این صورت یا خود را سرزنش می کنید و یا توپ را به جای خود گذاشته مجددا بازی را آغاز می کنید اگر این کار را دیویست بار تکرار کنید باز هم شکست نخورده اید. صرفا نتیجه به بار آورده اید. از این جهت اگر می خواهید قادر شوید توپ را از فاصله صد متری یا بیشتر به هدف بزنید باید اراده کنید آنچه را برای تحقق بخشیدن به این هدف لازم است انجام دهید. مسئله بسیار ساده و سرراست است. شما چیزی را برای همسر خود و یا فلان کس دیگر انجام نمی دهید بلکه آنچه برای خودتان لازم است به جا می صد بار، دیویس بار، شش هزار بار یا بیشتر. اگر می خواهید به تجسم ذهنی خود واقعیت ببخشید و آن را در عالم مادی تجربه کنید باید به انجام آنچه لازم است اراده کنید. و همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که در وادی خود بودن هرگز شکست نمیخورید تنها نتیجه به بار می آورید فرض کنید وزن شما 110 کیلوگرمه و میخواهید اون رو به 55 کیلوگرم کاهش بدید با داشتن این مقدار اضافه وزن شما در هدف خود شکست نخوردید تنها نتیجه به بار آورده اید حال چار اصل تفکر رو به کار ببندید. اولا خود رو به صورت یک شخص پنجا و پنج کیلویی مجسم کنید. این تجسم رو در ذهن خود همواره حفظ کنید و هرگز اون رو حسب ننمایید. در این صورت بر طبق تجسم فکری خود عمل خواهید کرد و خواهید دید که رژیم غذایی و عادات ورزشی شما بر طبق تجسمی که از خیشتن دارید تنظیم می شود. سانیان به خاطر بسپارید که تجسم آن شخص پنجا و کیلویی که از خود دارید همکنون وجود دارد حتی اگر فعلا پنجا و کیلو اضافه وزن به آن زمین است سالسان اراده کنید هر آنچه برای تحقق بخشیدن به تجسم ذهنی شما لازم است انجام دهید تا به هدف نائل شوید یادآور میشوم هر آنچه برای تجسم شما کارایی دارد انجام دهید و نه هر آنچه را برای برادر یا خواهر شما و یا شخص دیگری مسمر ثمر بوده و بالاخره به یاد داشته باشید که شما در این فرایند هرگز شکست نمیخورید بلکه تنها نتیجه به بار میآورید اگر نتایجی که حاصل می شود رضایت بخش نیست و وزن از دست نمی دهید نظام فکری خود را بررسی کنید تا بدانید که چه چی چیز مانع لاغر شدن شماست. زیرا این افکار شماست که این نتایج نامطلوب را به بار می آورد و موثرترین شیوه برای انجام این کار به عقیده من آن برنامه ای است که تاکید می کند پاسخ به سوالات شما نزد خود شماست. آن شیوه ای را برگزینید که برای شما مناسب ترین است و بر اساس مسئولیت نفس استوار است و بعد درک این اصل تاکید می کند که شما همانی را می بینید که بر آن باور دارید ممکن است روش رویا را برگزینید که به وسیله آن از طریق مراجعه به زمیر خود و درون نگری و تفسیر ها و تعمل بر نفس یعنی مدیتیشن رای حلها و پاسخها به مسائل خود را بجویید و نسبت به آنها بینش شیابید. آیا شما یک رویابین هستید؟ آن بخشی از شما که فراسوی جسم مادی شماست در جهان غیر مادی یعنی ابدیت زنده پاینده و ابدی است شاید این یک ادعای جسورانه باشد اما اگر بگویم شما می توانید جسم خاکی خود را ترک کنید و در جهان غیر جسمانی و غیر مادی زیست کنید سپس مجددا به جسم خاکی خود بازگردید و در جهانی که آن را جهان مادی یا خاکی می نامیم وارد شوید آیا این ادعا را باور می کنید؟ اگر باور ندارید کافی است توجه کنید که هر شب که به خواب می روید در واقع جسم خاکی خود را ترک می نمایید و به هنگام بیدار شدن مجددا به جسم خاکی باز می گردید و از این رو تقریبا یک سوم عمر خود را در خواب و لذا خارج از جسم خود می گذرانید که ما آن را عالم رویا می نامیم. و می توانیم دریابیم که انگامی که در جسم خود نیستیم چه حالتی رخ می دهد و احساس ما در عالم روح و تفکر خالص و فارغ از جسم چیست و از پیرامون خود چیزها بیاموزیم هر بار که به خواب می رویم و خواب می بینیم در واقع جسم خاکی خود را ترک کرده ایم و به کالبد دیگری رفته ایم که من آن را کالبد رویابین می نامم. من به این نتیجه رسیدم که کالبد رویابین واقعیت دارد چه در غیر این صورت قادر به رویابینی نبودیم و اجباراً این رویابینی باید در جایی صورت پذیرد حال قوانینی را که بر عالم رویا حاکم است و از قوانین زمان بیداری متفاوت است بررسی می یک مقدم بر همه باید دانست که در عالم رویا زمان وجود ندارد و معنی نمییابد در خواب می توانیم به میل و اراده خود به زمان های جلوتر برویم و در آینده سیر کنیم و یا به زمان های پیشین بازگردیم می توانیم شخصی را که سالها قبل مرده است ملاقات کنیم درست به همان شکل و شمایل واقعی می توانیم مجددا به زمان نوجوانی بازگردیم و مثلا خود را درست همان شخص پانزده ساله‌ای که بودیم مشاهده کنیم و این رفت و برگشت در زمان در حالی که در خواب هستیم بسیار واقعی به نظر می رسد دو در عالم رویا قانون علیت حاکم نیست و علت و معلول وجود ندارد در یک لحظه ممکن است با شخصی که او را خوب میشناسیم صحبت کنیم و, در لحظه دیگر در اتوبوس مشغول گفتگو با یک فرد ناشناس باشیم ممکن است مشغول به فعالیتی بشویم که نتیجه حاصل از آن عکس نتیجه همان فعالیت در بیداری باشد سه رویاه ها می توانند بدون آغاز و بدون پایان باشند. می توانیم در وسط یک سلسله مراحل به مرحله دیگری برویم و مجددا به حالت سالها جوانتر از آنچه در یک لحظه قبل بوده ایم بازگردیم. چهار در عالم رویا هر مشکلی را می توان به یک فرصت تبدیل کرد. مثلا اگر در خواب جاده که در آن می رویم بدل به یک صخره شود می توانیم از این واقع یک فرصت بسازیم و در عوض سقوط در گرداب بر فراز زمین پرواز کنیم و یا در یک صحنه حمله و گریز با قدرت حیرت انگیزی که کسب می کنیم گلوله دشمن را در هوا با دست بگیریم پنج در عالم خواب هر چرا برای رویای ما لازم است میآفرینیم این اصل برای من به هنگام هیپنوتیزم مهم است. اگر نیاز داریم که شخص هیپنوتیزم شده داد و فریاد بکشد در خواب شخصی را به همراه حادثهی برای ایجاد انگیزه جهت فریاد کشیدن خلق می کنیم. هر کس و هر چیز مورد نیاز برای رویا را خود ما می آفرینیم. زیرا اگر ما این کار را نکنیم چه کسی خواهد کرد؟ 6. واکنش های ما در عالم رویا بر جسم ما منعکس می شوند. اما عوامل و یا افکاری که این واکنش ها را ایجاد می کنند همه موهوم هستند. مثلا اگر در عالم رویا شخصی را ایجاد می کنی که شما را با چاقو تهدید می کند زربان قلب شما رو به افزایش می گذارد و این یک واکنش واقعی است. اما چاقو و شخص چاقوکش مهم هستند. و بالاخره تنها راهی که می توانیم بدانیم که خواب می بینیم این است که از خواب بیدار شویم. تنها هنگامی که از عالم رویا بیرون میاییم میفهمیم می فهمیم آنچه را دیده ایم خواب بوده است. و اگر تمام 24 ساعت را در خواب باشیم عالم خواب برای ما عالم واقعیت خواهد بود. ما پیش خود نتیجه گرفته ایم که جسم ما واقعی است. با این حال آنچه را در عالم رویا مشاهده می کنیم تفکر خالص و وهم و خیال و فاقد هر گونه واقعیت مادی است و انگامی که بیدار می شویم آن را درک می کنیم. ما تقریبا یک سوم عمر خود را در خواب هستیم و بخش زیادی از زمانی را که در خوابیم از طریق رویابینی فعال هستیم که یک عالم تفکر محض و فارغ از جسم و ماده است و قبل از بیدار شدن واقعی می نماید. در واقع به انگام خواب می توانیم کارهای بسیار برجسته و در واقع شاه کار کنیم. مثلا پرواز کنیم از زمان فراتر رویم و یا به عقب برگردیم هرچه را که میخواهیم بیافرینیم رویابین های مزکر حتی می توانند در عالم تفکر محض رویای شیرین بیافرینند و آنچه را منشه حیات جسمی است ترشح کنند بدون آنکه هیچ تماس جسمی حاصل شده باشد و این یکی از حیرت انگیز در این واکنش های جسمی است که از جهان غیر جسمی و تفکر خالص ناشی می شود. در اینجا هدف این نیست که به مسائل مربوط به تعبیر خواب اشاره کنم بلکه منظور این است که با شناساندن فرایند رویابینی شما را تشویق کنم که یک رویابین بیدار شوید یعنی به شما کمک کنم که دریابید همو قوانینی که در مورد جسم رویابین درست است برای جسم بیدار نیست صادق و قابل اعمال است و این درسی بود که توسط تورئو داده شد و به این شهر بیان گردید واقعی ترین و اصیل ترین زمان زندگی ما هنگامی است که یک رویابین بیدار هستیم یعنی در عالم بیداری خواب میبینیم به منظور مقایسه سه سطح آگاهی یا زمیر و یا نفس را مورد تفکر قرار می دهیم که به ترتیب از پسترین تا عالیترین عبارتند از زمیر رویابین، زمیر بیدار و زمیر متعالی. حال بررسی می کنیم که این سطوح مختلف از زمیر چگونه هستند و معنی هر یک از آنها در زندگی ما چیست؟ در ابتدا یک مثال شخصی را مطرح می کنم. هنگامی که جوان بودم اغلب خواب می دیدم که مشغول پارو کردن برف هستم و به هنگام این رویا زیر لب حرف می زدم و برادرم را از خواب بیدار می کردم. او کشف کرد که اگر به هنگام بیداری خود را با تقلب در رویای من شرکت دهد و جزی از آن بشود و با, و با منی که در خواب هستم با نرمی سخنگوید می تواند با ملایمت پارو را از دست من خارج کند که البته این راه حل به نظر او مسخره می آمد و با خنده های خود مرا از خواب بیدار می کرد. اما تا زمانی که با تغییر قیافه به عنوان یک بازیگر خود را در رویای من وارد می کرد در زمیر رویابین خود با زمیر بیداری او مربوط می شدم و با او همکاری می کردم. من بر این باورم که این مثال توانایی ما را در برقراری تماس بین زمیر رویابین و زمیر بیداری بیان می کند. حال بیاندیشید که اگر کسی از یک عالم متعالی بخواهد با من سخن بگوید یعنی از زمیری والاتر از زمیر بیداری که ما آن را زمیر متعالی نامیده ایم. این شخص مجبور خواهد بود لباس مبدل بپوشد و چهره خیش را دگرگون نماید تا وانمود کند که یکی از ماست تا بتواند زمیر متعالی خود را به زمیر بیداری ما اتصال دهد هرچند که ممکن است نفس یا زمیر او آنقدر عالی باشد که فراسوی زمیر بیداری ما و در سطحی بسیار والاتر از آن قرار گیرد. اگر به وجود چنین موجود پیامبرگونه ای که دارای جذبه روحانی است ایمان بیاوریم بسیاری از ما ممکن است به ندای او گوش کنیم و به زمیری عالیتر از زمیر بیداری خود ارتقا یابیم و من بر این باورم که این رسالت و فرایند عمل پیامبران و رهبران روحانی است که از بین ما ظهور کردند تا به ما چیزهای پیرامون ابعاد جهان فراسوی ماده بیاموزند به آن نجاری بیاندیشید که با اشاره مختصری به ما ندا می دهد و ما را آگاه میسازد، که چه چیزهایی برای ما فراهم است در حالی که خود معجزه یکی بعد از دیگری میآفریند و این پیامی است که میدهد اگر به آنچه گویم ایمان بیاورید و آن را باور کنید نه تنها همین کارهایی را که من کنم انجام خواهید داد بلکه به هدفهای بزرگتری از آنچه من رسیدهام نائل خواهید آمد توضیح مترجم چون حضرت مسیح حرفه نجاری را نزد ناپدری خود یوسف نجار معروف به یوسف مقدس آموخت منظور نویسنده از نجار همان حضرت مسیح است در به این شعر از حافظ توجه کنید که همان معنی را میرساند فیض روح القدس ارباز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد پایان توضیح مترجم و یا تصور فلان معلم یا فلان نویسنده و یا یک کارگر پمپ بنزینی را کنید که معجزه میآفرینند و می توانند ما را به فراسوی زمیر بیداری خود و به سوی زمیر عالی تر راهنمایی کنند تا به بینش عالی تری نائل شویم و افق وسیعتری را ببینیم آموزگاران روحانی و اندیشمندان بزرگی که از میان ما ظهور کردند و هنوز در بین ما حاضرند و در آینده نیز به حضور خود ادامه خواهند داد قوانین مربوط به جهان مادی و جسمانی را پشت سر گذاشته و با اوج فکری بر فراز اندیشه به عالم فراسوی جهان ماده گام نهادند. در حالی که ما به عنوان انسانهای عادی تنها قوانینی را که میشناسیم و باور داریم همین قوانین جهان مادی هستند هنگامی که ما در جسم مادی رویابین خود هستیم و آن بخشی از زندگی خود را که تفکر کره خالص است در جهان غیر جسمی و غیر مادی تجربه می کنیم اگر بخواهیم میتوانیم فراروی و پرواز به فراسوی محسوسات را تجربه کنیم. ما نیاز به هیچ یک از حواس پنجگانه خود در جهان غیر مادی نداریم. ما احتیاج به لمس کردن و بو کردن هیچ چیز از طریق حواس خود برای کسب اطمینان از واقعی بودن آن نداریم. آنچه واقعی است تفکر ماست. با بدل شدن به یک رویابین بیدار به سطح والاتری از آگاهی و به یک زمیر عالیتر ارتقا خواهیم یافت که فوق زمیر بیداری ماست یعنی به زمیری که رهبران و آموزگاران روحانی از طریق تعالیم خود و ارائه نمونه های از انسان های والا به ما نشان دادن اما برای نیل به این درجه باید در نظام عقیدتی خود تجدید نظر کنیم و آن را مورد سوال قرار دهیم برای آنکه بدل به یک رویابین بیدار شویم باید بیاموزیم که بمیریم در حالی که زنده هستیم به عبارت دیگر باید در حالی که زنده هستیم مردن را تجربه کنیم برای درک بیشتر با هم نگاهی به فرایند مردن یا مرگ میاندازیم بقیده من اولا ما نمیتوانیم تفکر را بکشیم ثانیا کلیه اجسام و مواد در حال تغییر و تحول و گذرا هستند و از این طریق میتوان استدلال کرد که حالت مرگ بسیار شبیه زمیر رویا و حالت خواب است که در بالا تشریح کردم ما یعنی افکار ما در حالت, خواب, در حالت خواب جسم ما را ترک می کنند و بعد ما یعنی افکار ما هنگامی که بیدار می شویم وارد جسم خود می شویم و زمیر بیداری خود را تشکیل می دهیم. مشابه هنگامی که می میریم افکار ما جسم ما را ترک می کنند و می توانیم به این رویایی که اکنون زندگی ماست باز بنگریم. به عبارت دیگر زندگی که فعلا حالت بیداری ماست پس از مرگ بدل به رویا می شود و انسانی که مرده درست مثل این است که از خوابی بیدار شده باشد و می تواند به زندگی سابق خود به صورت یک رویا بنگرد. مختصر آنکه مرگ به معنای بیدار شدن از خواب زندگی است. این یک نظریه بسیار نیرومند است و اگر بتوانیم آن را برای خود درونی کنیم و به اصطلاح جا بیاندازیم دیگر از مرگ نمی دلیل اینکه پذیرفتن زمیر بیداری به عنوان یک رویا مشکل است این است که در زمیر بیداری همه چیز زیاده از حد واقعی به نظر می رسد. در حالی که اگر به زمیر رویا بین خود مراجعه بکنیم در حالت رویا هم همه چیز واقعی به نظر می رسد. اما تنها هنگامی واقعی است که در خواب هستیم و هنگامی که بیدار می شویم همه بدل به موهومات می شوند و لذا همین منطقی که در مورد زمیر رویابین درست است درباره زمیر بیداری هم صدق می کند. مردن در حالی که زنده هستیم تنها فرصتی است که می توانیم از این جسم خاکی که موقتا روح ما را در خود خ... جای داده خلاص شویم. یک داستان قدیمی هندی که توسط آموزگاران عرفان این سرزمین نسل بعد از نسل تعلیم داده شده این نکته را تشریح می کند. یک تاجر از هندوستان به افریقا رفت و در جنگل های این سرزمین هزاران توتی رنگارنگ زیبا دید و یکی از آنها را گرفت و در بازگشت به خانه آورد. در حالی او را در قفس کرد و با اصل و دانه های خوشتم او را تغذیه میکرد و برای او موسیقی می نواخ و در کل از او به نحو شایسته پذیرایی می کرد و انگامی که میخواست برای سفر دوم به افریقا بیاید از او پرسید که آیا پیامی برای مرغان همجنس خود در افریقا دارد توتی به صاحب خود گفت هنگامی که دوستان مرا در جنگل دیدی سلام مرا به آنها برسان و بگو که او در قفس بسیار خوشحال است و از هر روز و هر دقیقه آن لذت میبرد هنگامی که تاجر به افریقا رفت پیام توتی خود را به توتیان جنگل داد که ناگهان اشک در چشمان یکی از توتیان پیچید و از بالای درخت افتاد و مرد در اینجا یک ندای باطنی به تاجر پیام داد که بین این توتی و توتی او ممکن است رابطه نزدیکی وجود داشته باشد و دلیل مردن او از شنیدن پیام نیز همین بوده است تاجر در بازگشت خود به هندوستان ماجرا را برای توتی که در قفس بود باز گفت که به مجرد شنیدن داستان چشمان توتی پر از اشک شد و افتاد و مرد تاجر از این واقعه شگفت زده شد و حد زد که توتی به واسطه شنیدن خبر از افباره مرگ دوست نزدیک خود مرده است ولزا در به قفس را باز کرد جنازه توتی را به دور افکند که ناگهان توتی پرواز کرد و بر روی شاخص ساری بلند نشست تاجر از این حیله توتی که خود را به مردن زده بود حیرت زده شد و دلیل آن را از جویا شد توتی پاسخ داد که آن توتی در جنگل افریقا پیام مهمی برای او فرستاد تاج پرسید آن پیام چه بود توی پاسخ داد پیام او به من این بود که اگر میخواهی از قفس آزاد شوی در حالی که زنده هستی بمیر. توضیح مترجم این همان قصه معروف توتی و بازرگان در دیوان مولوی است که معلوم نیست نگارنده این کتاب از کدام منبع هندی آن را گرفته است به هر محتمل است که یا از دیوان مولوی نقل شده و سپس اصل آن فراموش شده و یا چون بسیاری از داستانهای مولوی از منابع هندی و چینی نقل شده و از یک منبع اصلی گرفته شده باشند به اصل داستان در دیوان مولوی موجود است پایان توضیح مترجم شما هم اگر میخواهید به زمین بیداری خود نظری واقع بینانه بیاندازید و بدانید چگونه در این قفس خود که در مورد شما این قفس بدن خیشتن است گرفتار آمده اید باید در زمانی که زنده هستید بمیرید و سپس خواهید دید باقی ماندن در این قفس تا چه اندازه بیهوده و غیر لازم است. حال با هم از نزدیک هفت قاعده ای را که در مورد عالم رویا صادق است بررسی می کنیم و خواهیم دید که اگر بیاموزیم در حالی که زنده هستیم مردن را تجربه کنیم و بدل به یک رویابین بیدار شویم زمیر بیدار ما بسیار نیرومندتر خواهد شد 1. در جهان چیزی به نام زمان وجود ندارد انشتن زندگی خود را صرف ارائه این پیام نمود که ما در جهانی زندگی می کنیم که همکنون تمام شده و کمال یافته است و چیزی به نام آینده وجود ندارد. یعنی زمان بدون معنی و مفهوم است و لذا زمان آینده هم معنی نمییابد زمان تنها یک ابتکار بشر است که برای آسودگی در رتخ امور زندگی ابداع شده لذا از نظر کلیت کائنات 8 ساعت و 80 سال یکسان هستند و یک خواب 8 ساعتی با خواب 80 ساعتی یکسان است و تنها راهی که می توانیم بدانیم خواب می بینیم این است که بیدار شویم توضیح مترجم در قرآن مجید به بیزمانی در عالم خواب در قصه از کهف اشاره شده است که در غار 309 سال به خواب رفته بودند و تصور می کردن توقف آنها یک روزه بوده است. خیام در دیوان خود به بیزمانی پس از مرگ به شهر زیر اشاره کرده است. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شماریم فردا که از این دیر فنا درگذریم با هفت هزار سالگان سر ببریم پایان توضیح مترجم در عالم خواب ممکن است یک طفل شیرخواره و یا یک کودک تازه به راه افتاده و یا یک فرد بالغ باشید می توانید ازدواج کنید، دارای فرزند شوید، در پی شغل و حرفه‌ای باشید و یا ورشکست شوید، صاحب نوه, نوه شوید، پیر شوید و به انجمن بازنشستگان بپیوندید و همه اینها در یک دقیقه صورت پذیرد. در عالم خواب همه این وقایع بسیار واقعی هستند و می توانیم همه آنها را در یک دوره کوتاهی که آن را زمان مینابیم فشرده کنیم. همین کار را در حال بیداری نیست می توانیم انجام دهیم و در زمیر بیداری می توان استدلال کرد که زمان یک فهم و خیال بیش نیست و تفسیر جدیدی از خیشتن کنیم که فارغ از ماده یعنی جسم خاکی و زمان باشد. دو، در عالم خواب قانون علیت حاکم نیست و چیزی به نام علت و معلول وجود ندارد. در عالم خواب بدون آنکه به وسیله قانون علیت محدود شویم آزادانه حرکت می کنیم. در تفکر هم می توان به همین نف رفتار کرد. می توانیم در عالم تفکر بزرگتر فکری داشته باشیم که به کلی به افکار قبلی ما نامربوط باشد. می توانیم در عالم رویا رویایی ببینیم که خود یک عالم رویای دیگر است. در زمین بیداری نیز اگر اراده کنیم در میابیم که مجبور به محدود کردن خود به قوانین جهان مادی و فیزیکی که به جسم ما اعمال میشوند نیستیم. قانون فیزیکی جاذبه و سقل به افکار اعمال نمی شوند. در واقع در بخش های بالایی جف حتی جسم ما نیز در قید بند قانون جاذبه نیست. زمیر بیدار رویابین هم می تواند به هر تفکری بدون ارتباط با تفکر قبلی بپردازد. ما می توانیم از یک تفکر به تفکر دیگر بپریم و تنها از آن افکاری که مفید می دانیم استفاده کنیم. در زمیر بیداری هم می توان در هر زمان در طول زندگی از شاخهی به شاخه دیگر پرید. مثلا اگر در رشته پزشکی تحصیل کرده و این رشته دیگر برای امور زندگی شما کارایی ندارد می توانید به سادگی افکار تازه‌ای برگزینید و با استفاده از مفهوم تجسم آن را در زمین بیداری خود بدل به یک واقعیت کنید 3. در عالم رویا چیزی به نام آغاز و پایان وجود ندارد در عالم رویا ما هرگز نمی میریم چیزی به انتها نمی رسد و پایان نمی یابد زیرا پایان پذیری و مرگ تنها در مورد جسم خاکی ما مستاق می آبد. در عالم رویا ما هیچگاه نمی میریم و مردن به معنی عدم استمرار در هستی وجود ندارد همین امر در مورد زمیر بیدار هم درست است و افکار و ذهن ما هرگز نمی میرد و اگر این را درک و فهم کنیم هرگز از مرگ نمی ترسیم. ما هرگز نمی توانیم افکار خود را بکشیم و این امریز که هر شب که به خواب می رویم به کرات ثابت می شود. مادر بزرگ که شما که سالها قبل فوت شده ممکن است در عالم رویا در کنار شما باشد میتواند به سن 53 سالگی به خواب شما بیاید و یا در 83 سالگی و تابع هیچ یک از قوانین عالم ماده و جسم نباشد هنگامی که به خواب می رویم مجبور نیستیم برای هر رویا نقطه آغازی داشته باشیم و یا سلسله مراحل خاصی را رعایت کنیم تنها در خواب و در میان رویای خود هستیم بسیار ساده و بیپیرایه در آنجا هستیم و مجبور نیستیم از آغازی شروع کنیم و به پایانی برسیم ما می توانیم در ذمیر بیداری هم به همین نحو رفتار کنیم و به آغاز و پایانی قائل نباشیم و در عوض به جاودانی و ابدیت بیاندیشیم معنی آغاز و پایانه یک مفهوم بیمعنی و مزخرف است اگر سعی در تصور نقطه آغاز و پایانی برای کائنات نمایید خواهید دید که چه کار ابلهانه است سپس سعی در یافتن نقطی آغاز و پایانی برای یک تفکر کنید و خواهید دید که تفکر با قوانینی از این رده مطابقت ندارد کائنات و هر آنچه در آن است از جمله انسان عبارت از تفکر است و یک رویابین بیدار خود را غرق در این وسوسه نمی کند که بداند از کجا شروع و به کجا ختم می شود و در عوض سعی در فهم آن می کند روحهای متعالی کمال یافته و روشنبین که در طول تاریخ ظهور کردند میدانستند که انسان مردنی نیست و هرگز نخواهد مرد و مرگ تنها یک حالت تحول جسم است و در ابعاد آسمانی تفکر پدیدههایی به نام آغاز و پایان وجود ندارد چهار مشکلات و موانع فرصت ها هستند جسم رویابین ما در عالم خواب میداند که چگونه موانع و مشکلات را بدل به فرصت ها کند و همه ما هنگامی که در خواب هستیم این کار را می کنیم در عالم خواب از موانع و مشکلات می گذریم و آنها را حل و فصل می و در درون جسم رویابین خود به واقعیات تازه دست می آبیم. این یکی از درس هایی است که می توانیم بیاموزیم که در بیداری به کار ببندیم از هر چه در زندگی با آن رو در رو می شویم می توانیم چیزی بیاموزیم هر بیماری شفای خود را در درون خود به همراه دارد هر نوع رابطه هر اندازه که مسموم و کشنده به نظر رسد چیزی به ما یاد می دهد. هر نوع اعتیاد به همراه خود نیروی ترک اعتیاد را دارد. تمام معتادانی که به من مراجعه کرده و قادر به ترک اعتیاد شدهاند گفتند من به اعتیاد خود درود میفرستم و آن را مبارک می شمارم زیرا مرا از قدرت خارق العاده ای که دارم و می توانم خود را از دامی که برای خیش ایجاد کرده ام برهانم آگاه کرد یک رویابین بیدار در موقع بروز هر گونه مسئله و در سر به زنگاه مشکلات میداند که به همراه آنها خیر و برکتی در لباس مبدل نهفته است که ممکن است از نظر پنهان باشد و میتواند تواند آنها را رویت کند و با تمرین مکرر در بینش یافتن به این خیرها و برکتها در لحظه مناسب مهارت می یابد. ما می توانیم این نگرش رویابین بیدار را در خود ایجاد کنیم و گسترش دهیم و برای این منظور باید توف و لعنت و فوش و ناسزا به هنگام بروز مشکلات را موقوف کنیم و در عوض زیرکانه بیندیشیم که چه سودی می توانیم از آنها برگیریم. باید از همان آغاز کار در زمیر بیداری خود نقش کنیم که فوش و ناسزا به سوی مشکلات و یا سر به دیوار کوبیدن و مشت به هوا حواله دادن و در رو, رو در روی آن ایستادن تنها بینش ما را نسبت به دیدن فرصت هایی که به همراه این سختی هاست کور می کند و سود دیگری در بر ندارد. من همه این حقایق را در مورد جسم رویابین خود میدانم ممکن است ما در عالم رویا نسبت به کسی ابراز خشم کنیم و بیدار شویم و حتی در حالت بیداری هم خشم ما ادامه یابد و ضربان قلبمان تند و جسم ما ناراحت و عصبی باشد در این حالت احساس خشم ما واقعی است و آن را هم در حالت خواب و هم در بیداری تجربه می کنیم اما مردم و یا اشیایی که برانگیزنده خشم ما بودن همه موهوم و خیالی هستند و این یک درس بزرگ به ما می دهد. مبنی بر اینکه در همه خشم هایی که به ما روی می آورند و توسط ما تجربه می شوند این ما هستیم که خشمگین می شویم. اما منشه ای این خشم ها واقعی نیستند بلکه بازیگرانی هستند که ما, ما به منظور رویابینی از برای خیشتن خلق کرده ایم. پنج شما خود هر آنچه را برای رویای خود نیاز دارید میآفرینید. در جسم رویابین خود هر آنچه را رخ می دهد ما خود میآفرینیم. خواه مردمانی که در رویای ما هستند یا وقایعی که رخ می دهند یا واکنش های بازیگران رویا زمان و یا هر چیز دیگر در زمیر بیدار هم این ما هستیم که هر چیزی را که برای رویا مورد نیاز است می آفرینیم. برای نکته یک لحظه تحمل کنید این یکی از درس است که آموزگاران بزرگ اخلاق و اطلاع نفس از بدو تاریخ تا کنون سعی در آموختن آن به بشریت کردند برای درک این نکته احساس مسئولیت کنید تصور کنید که مرده و در حالت مرگ از بود غیر مادی و غیر جسمی به زندگی خود می نگرید در این حال زمیر بیداری شما درست همانند زمیر خواب عمل می کند. هنگامی که از قفس خود که جسم شماست آزاد می شوید در می که این شما هستید که هر آنچه را برای رویا لازم بوده خلق کرده اید رویایی که در عوض ساعت به مقیاس سالها اندازه گیری می شود اما اگر درک کنیم که چیزی به نام زمان وجود ندارد هر دو کاملا یکی هستند حالا سعی کنید همین احساس را به زمانی که در جسم خود هستید تسریدهید دهید و سعی در فهم و قبضه کردن آنچه رخ میدهد نمایید به خاطر بسپارید که شما یک موجود چند بعدی هستید و این دیدگاه که موجودی با تفکر محض و خالص و قادر به خلق همه تجربیات هستید چندان بیمعنی و پوچ به نظر نمی رسد. به هر چیزی که در زندگی شماست از این دیدگاه بنگرید که از هر چیزی که فراتر می روید نمی توانید آن را برای خود نگاه دارید. درست مانند حالت بیداری که هر آنچه اهم از اشخاص یا اشیایی را که در عالم خواب برای خود آفریده اید نمی توانید نگاه دارید. ممکن است این بیان کمی عجیب و مرموز جلوه کند و یا ترسناک باشد آری. همینطور است هم عجیب است و هم ترسناک اما توجه کنید که این نظریه فراروی از جسم خاکی میتواند چه نظریه نیرومند و والایی در رابطه با زندگی شما باشد شما قدری از جسم خاکی خود دور شوید و از دور به هر چیزی که دارید یا ندارید همه دارایی خود، همه روابط خود، همه سرمایه گذاری های خود و همه چیزهایی که برای رویای خود خلق کرده اید بنگرید. حال می توانید هر آنچه را خلق کرده اید در جهتی بسیج کنید که رویای شما را هرچه بیشتر شیرین کند شیرین تر از هر رویای دیگری که هر, کس تا کنون داشته یا می توانید آنها را در جهت ایجاد تلخی، ناراحتی، بیتحرکی، افسردگی، نگرانی و خستگی و کلافگی از برای خود به کار گیرید. این سختی ها را به وسیله چیزهایی که مهم هستند از برای خود بیافرینید. پس چرا نباید مسئولیت به عهده بگیریم و این رویای هشتاد و چند ساله را که زندگی نام دارد از برای خود لذت بخش کنیم؟ شش در عالم رویا واکنش ها واقعی اما بازیگران و اشیا مهم هستند. در حالت خواب ما تعداد زیادی واکنش های احساساتی داریم و به لحاظ برخی افکار ممکن است احساس لذت کنیم و بدن ما فورا به این افکار واکنش نشان می دهد. مثلا فشار خون افزایش می یابد، زربان قلب تند می شود، چهره قرمز می شود، تبسم بر لبان جاری می شود و غیره. ممکن است برعکس در اثر فشار برخی افکار ناراحت کننده در رویا احساس حالاتی همچون اخم، اشک و غیره کنیم و بدن ما به وسیله مشکره کردن، تنفس تند، دندان فشردن و حتی گریه واکنش نشان دهد. اما به یاد داشته باشید که هرچند این واکنش ها واقعی هستند اما وقایع و بازیگران آن ساخته و پرداخته ذهن ما می باشند. ولی با وجود ذهنی بودن آنها منجر به بروز رفتارهای جسمی می شوند. مختصر آنکه بازیگران م... مازیگران مهم اما واکنش ها واقعی هستند. همین اصل در مورد زمیر بیدار نیز درست است. هرچند ممکن است هنگام خواندن این سطور پذیرفتن مفهوم واقعیت رویابین برای شما مشکل باشد. من در اینجا خواهم پیرامون این موضوع بحث کنم که در چارچوب واقعیت چه چیزی می گنجد یا نمی گنجد. در نظر من واکنش ها و تجلیات ته احساس های ما واقعی هستند و اگر این احساس ها مزاحم و مانع لذت ما از زندگی هستند نیاز به بازنگری و بررسی مجدد آنها داریم تا کشف کنیم که چه چیز صد راه نیکبختی ماست این سوال که آیا رویدادها و یا مردمان واقعی هستند یا نه بستگی به دیدگاه ما دارد مهم این است که بدانیم چه چیز بر سر ما می آید و نه آنکه موجب و منشه آن واقعی است یا نه. در پرتو این نظریه جدید احساس خشم، نفرت و یا دقدقه و پریشانی خود را بررسی کنید. هیچ کس نمی تواند خشم و دقدقه خاطر و پریشانی در شما بیافریند. این تنها خود شما هستید که با شیوه تفکر و نگرش خود به جهان و یا به بیان دیگر از طریق تفکر خود آنها را میآفرینید لذا در عوض بحث و جدل پیرامون اینکه چه کسی یا چه چی چیزی واقعی ذهن خود را به شیوه جریان فکری و احساساتی خود متمرکز کنید و درست به مانند حالت خواب به هنگام بیداری اگر به گذشته بنگرید خواهید دید که تنها واکنش ها و تهمانده های احساس های شما باقی میماند. آیا می توانید همانند زمیر رویابین خود بگذارید در بیداری احساس ها و افکارتان بدون تحریف و سانسور جریان یابد؟ آیا در زمان بیداری می توانید به همان فکری که در سر دارید بدون مانع و داوری و سرکوبی بیاندیشید در عالم رویا با یک سلسله تجربه های انسانی روبرو می شوید بدون آنکه آنها را مورد قضاوت قرار دهید اگر سعی در انجام این کار در زمان بیداری کنید بدل به آن چیزی می که من آن را رویابین بیدار می نامم. توجه به اعمال همین نظریه در زمینه عشق نمایید واکنش های عشقی شما واقعی هستند و آنها را در زمان بیداری تجربه می کنید اما این تنها شما هستید که می توانید به وسیله تفکر خود این واکنش ها را ایجاد نمایید هرچه بیشتر نسبت به خود و دیگران دارای افکاری نیک آشقانه، محبت و مثبت باشید واکنش های جسمی شما سالمتر، متعادلتر و لذت بخشتر خواهد بود. و باز این شما هستید که همه اینها از جمله کسانی را که در زندگی شما هستند می آفرینید. هرچند نکته مهمتر این است که ما چگونه واکنش های درونی خود را آزاد می گذاریم و یا آنها را مانع می شویم و این است ماهیت و معنی واقعی رویابین بیدار یعنی واکنش احساساتی فارغ از هر گونه قضاوت نسبت به وقایع و افرادی که جزئی از زندگی ما هستند و تمرکز ذهن بر آنچه انجام می دهیم یا می اندیشیم یا احساس می کنیم. اگر بیاموزیم که بمیریم در حالی که زنده هستیم یعنی در زمان حیات خود حالت مرده بودن را تجربه کنیم خواهیم دید که همه این رویدادها و افراد برون از ما اوهام و فریب هستند. در واقع شما عبارت از واکنش های خود هستید و نه چیزی غیر از آن به زبان ساده موجودیت شما در افکارتان خلاصه می شود و بس هفت تنها راهی را که می توانیم بدانیم که خواب دیده ایم این است که بیدار شویم اگر در هر روز 24 ساعت خواب ببینیم همان خواب برای ما عالم واقعیت است ما تنها هنگامی در میابیم خواب دیده ایم که بیدار شویم همین اصل در مورد زمیر بیداری ما درست است هنگامی که زندگی در بیداری و هوشیاری را برمیگزینیم یعنی ابعاد غیر جسمی بودن و غیر مادی بودن تفکر را بررسی می نماییم. می توانیم به همه فعالیت های خود به همان نظری بنگریم که به زمیر رویابین خود می نگریم. از دیدگاه زندگی در سایه هوشیاری و بیداری اگر خود را به چیزهایی وابسته کنیم که تنها در خواب می توانیم آنها را تجربه کنیم کار احمقانه است. به این دلیل جای تعجب نیست که همسایه ما بر روی رخشوی خانه خود اعلان به این مضمون زده است پس از روشنبینی اینجا رخشوی خانه است هنگامی که ما خود شایستگی برگزیدن شیوه ابتکاری خیشتن برای برخورد با جهان خیش و مردمان آن را داریم هیچ لزومی ندارد اجازه دهیم اعمال دیگران افکار ما را کنترل کند افراد بیدار و خوشیار در ژرفنای روح خود میدانند آنها چیزی بسیار بیشتر از جسم خود هستند و آنچه را برای رویای خود نیاز دارند می آفرینند. هنگامی که در بیداری به رویایی که دیده ایم نظر میافکنیم، افکنیم می بینیم که چقدر بیهوده است نسبت به چیزی که خود از برای رویای خیشتن آفریده ایم ناراحت و خشمگین باشیم به همین نفت می از ابلهانه بودن هر گونه رنج و ناراحتی پیرامون آن چیزی که در بیداری برای خود می آگاه شویم راه نیل به این حالت و احاطه به آن این است که همکنون بیدار شویم و چشمانداز تازهی برگزینیم و زندگی را به صورت تجربه هرچه شکوهمندتر، هماهنگتر عالیتر و عاشقانه تر بدل کنیم این دستور به این معنی نیست که نیازی به تحلیل و تعبیر معانی رویاهای خود ندارید و یا نباید محیط زندگی خود را برای آگاهی بیشتر از نفس خود و یا درک بیشتر بررسی کنید هرچند که این مباحث از موضوع این کتاب خارج است حال پیشنهاد می کنم که هفت اصل مربوط به بدل شدن به یک رویابین بیدار را بررسی کنید و پیرامون کاربرد آن در زندگی خیشتن بیاندیشید. از این آگاهی تازه‌ای که یافته اید بیاموزید و این زمیر بیداری را به حد اکثر آنچه میتواند باشد بدل کنید و خود را از ترس از مرگ آزاد سازید مرگ خود را که در انتظار شما و سرنوشت محتوم شماست بدل به یک تجربه بیداری کنید و آن را بیدار شدن از خواب زندگی تصور نمایید و زندگی خیشتن را به عالیترین و لذت بخش شکل ممکن که کسی حتی جرأت دیدن آن را در خواب هم ندارد بدل کنید. دلایل مقاومت ما در مقابل این اصول چیست؟ ما عادت کرده ایم که خود را به صورت یک جسم و نه یک انرژی درونی ببینیم. ما به آینه می نگریم و بر این باوریم آنچه را می بینیم خود ما هستیم. ما در جامعه زندگی می کنیم یعنی جامعه امریکا که ما را شستشوی مغزی می دهد و زیر باران تبلیغات در هر روز و هر ساعت یادآوری و تاکید می کند که عطر بزنیم، صورت خود را اصلاح نماییم، حمام کنیم، تغذیه کنیم، استراحت کنیم، بدن خود را طوری بیاراییم و به نحوی لباس بپوشیم که سر حال، سلامت و موفق باشیم. و این فلسفه است که از کودکی به ما آموخته شده و لذا خود را به صورت بسته می دانیم که محتویات آن یعنی روح اهمیت چندانی ندارد از این رو جای تعجب نیست که رو در روی این نظریه می که ما چیزی بیش از جسم ظاهری خود هستیم و یک نفس با اهمیت و پرمعنی داریم که نامرئی و نسبت به الزامات جهان برون نفوذ ناپذیر می باشد. به داستان آن مردی توجه کنید که در زیر نور چراغ برق خیابان در پی دست کلید گم خود می گشت و آبری به او پیشنهاد کرد که در یافتن کلید به او کمک کند. آن مرد تشکر کرد و هر دو با هم به جستجو پرداختند. و پس از نیم ساعت تلاش بیهوده آبر از او پرسید در کدام نقطه کلید خود را گم کرده است مرد پاسخ داد آن را درون خانه جا گذاشته است آبر پرسید پس چرا در بیرون از خانه آن را جستجو کنی؟ مرد پاسخ داد زیرا در درون خانه چراغی وجود ندارد و به این دلیل به اینجا آمدم تا زیر نور چراغ خیابان آن را بیابم این داستان نکته ای را که می خواهم بیان کنم به خوبی روشن می سازد و این دقیقا همان کاری است که ما می کنیم. یعنی راه حل مسائل خود را در خارج از خیشتن جستجو می کنیم. ما در درون خود زندگی و تفکر می کنیم. آدمیت ما در درون ما جای دارد با این حال زمان زیادی را صرف جستجوی راه حل مسائل خود در خارج از خیشتن مینماییم. زیرا درون ما تاریک است و نمی در پرتو افکار خود آن را روشن سازیم. ما در مقابل این اصل می ایستیم که هر آنچه هستیم تفکر ماست و ما چیزی جز اندیشه های خود نیستیم و از این رو بسیار آسانتر است که به بیرون از خیشتن بنگریم بسیار تر است که خود را به عنوان یک جلد تعریف کنیم و نه بر حسب کیفیات درونی که نمیتوانیم آنها را لمس کنیم و با حواس خود مانند بینایی، بویایی، شنوایی با آن پیوند یابیم و به این جهت راه آسانتر را برمیگزینیم که یکی از دلایل نپذیرفتن اصل تفکر به عنوان اساس انسانیت خیشتن است و علاوه بر این چون اکثر افراد دیگر هم خود را به این نظر می نگرند برای ما آسانتر است که در همرنگی با جماعت در همان جهت حرکت کنیم و رو در روی آنچه اکثریت مردم می کنند نیستیم. من این پدیده را در جوانانی که همسایگان ما هستند می بینم. هنگامی که به آنها می گویم جدا این امکان برای آنها هست که خود را موجودی جدا از جمع بنگرند پاسخ می دهند در این صورت موجودی عجیب و غریب و مرموز به اصطلاح عوضی به نظر خواهند رسید. این گونه افراد اغلب در این فکر هستند که دیگران چگونه در مورد آنها میاندیشند و با چه نظری به آنها می نگرند. قافل از اینکه افکار و انجیشه های آنها جزء حساس و اساسی موجودیت و هویت آنهاست و درک نمی کنند که می توانند جهان خیش را به هر نحوی که می خواهند بگردانند و اداره کنند و اغلب متوسل به آسان ترین راهی که به نظر آنها میرسد و در آن می گنجند می شوند. بسیاری از ما بدون توجه به واقعیت غیر جسمی خود به تقلید از دیگران رفتار می کنیم و نمی خواهیم انتقاد و سرزنشی را که لازمه داشتن تفکری مستقل است تحمل کنیم و لذا برای پرهیز از انتقاد دیگران به شیوه معمول جامعه رفتار می کنیم. ممکن است از قبول خود به عنوان موجودی که میتواند چیزی بیش از جسم خاکی باشد سر زنیم زیرا همه عمر خود به شیوه تفکر موجود خو گرفته ایم برای ایجاد تغییر و تحول باید خود را از نو شناسایی کنیم توضیح مترجم شعری از حافظ آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی پایان توضیح مترجم و انسان جدیدی از خیشتن بسازیم در اولویت ها ورزش های خیش تجدید نظر کنیم خیشتن نگری کنیم و ذهن خود را باز بگذاریم تا بدانیم موضع ما چیست و در کجای کار هستیم بدون آنکه حالات دفاعی اتخاذ کنیم و یا پیرامون دیدگاه های خود قضاوت کنیم اگر بدون انتقاد به موضع فعلی خیش بنگریم گام برداشتن در ادامه مسیر خود را آسانتر می کنیم. اگر خود را صرفا یک موجود تماما مادی بدانیم می توانیم تنها در قلمرو رو اشیا و مادیات بیندیشیم و چشمان خود را بر افکار کسل کننده و زجرآور ببندیم و سعی کنیم با تصرف و تملک و مالندوزی شایستگی خود را ثابت کنیم. و طبیعت غیرمادی خود را منجمد و بی اثر نماییم و اساس زندگی خود را بر مادیات قرار دهیم. در این صورت رفتارها به شیوهی میشوند که گویی هیچ مسئولیتی در مقابل احساس و افکار دیگران نداریم و استدلال میکنیم که با ابزار مادی که فراهم میآوریم به آنها خوشبختی ارائه می میکنیم و رفتار خود را با گفته های از این رده توجیه مینماییم من زحمت میکشم کار میکنم قبوس و اقساط ماهانه را پرداخت می کنم و آنچه را میخواهند برای آنها تهیه می کنم. مگر چه کار دیگری می توانم بکنم؟ پاسخ به این سوال چه کار دیگر این است که نسبت به اندیشههای های آنها گوش شنوا داشته باشید و با آنها پیرامون الهامات و مکنونات قلبیشان صحبت کنید. و در فضای آکنده از مهر و محبت خداگونه با آنچه فراسوی جسم خاکی آنهاست یعنی روان آنان که یک ودیعه الهی است تماس حاصل کنید و تشویق کنید که جهان را از دیدگاه خیشتن تجربه کنند با گردآوری و انباشتن مادیات و مالندوزی، هدفگزینی و پیشرفت و تصرف و تملک مادیات تنها میار سنجش ما برای پیشرفت شود و از خوشبختی و سعادت درون خود غافل میشویم و با این شیوه همیشه در تلاشیم اما به جایی نمیرسیم من معتقدم ما چیزی بیش از جسم خاکی خود هستیم ما دارای شعور و هوشمندی در قالب جسم خود هستیم همانطور که در درون یک گل هوش و اراده ای است که عطر و بو و سیمای زیبای گل را ساته می کند و بدون این هوشمندی درون نمی توانیم یک گل را بیافرینیم. به همین نف لازم است با نیروی اراده پروردگار و نور الهی که در ورای جسم خاکی ما به ودیعت گذاشته شده یعنی نفس خود و با همه افراد دیگری که با آنها محشور هستیم تماس بگیریم. اما در مقابل این سعادت استادگی می کنیم. زیرا با این جنبه سیمای آدمیت ناآشنا هستیم و از رو در روی با ناآشنا وحشت داریم. اما از خود بپرسید آیا این دلیل قانع کننده ای برای درجا زدن و باقی ماندن در مادیات مطلق است؟ در جهان مادیات سرزنش دیگران و مسئول کردن آنان آسان ترین راه است. و عذر و های بسیاری در دسترس ما قرار دارند و انگامی که روند زندگی به دلخواه ما نیست با داد و فریاد می توانیم به راحتی دیگران را متهم کنیم گردش روزگار را برای بیماری بازار و بورس سهام را برای نداری و نانوایی را برای چاقی و والدین را برای نارسایی های شخصیتی خود سرزنش کنیم. اما در جهان تفکر هرچند که ما مسئول همه چیز هستیم ولی به همان نحوی که اراده می کنیم می اندیشیم و همان چیزی هستیم که فکر می کنیم توجه کنید باز هم تکرار می کنم ما همان چیزی هستیم که فکر می کنیم نه آن چیزی که می خوریم اگر نخواهیم مسئولیت آنچه را از خود ساخته ایم به عهده بگیریم در این صورت چشمان خود را به نیروی خودسازی خیشتن میبندیم و تنها در جسم مادی که به ارث برده ایم زیست میکنیم اما اگر بدانیم که تفکر ما داروی شفابخش ماست و می تواند برای ما نیک بختی برمغان بیاورد و در زندگی ما و دیگران مؤثر باشد در این صورت زندگی مسئولانه تری را پیشه می کنیم و اگر ذهن خود را به جهان درونی افکار خیش متمرکز کنیم در این صورت به شخص مسئول تری بدل می شویم. به درون خود بنگرید تا دریابید داشتن مسئولیت بیشتر در جهان چه احساسی به شما میدهد ما ممکن است از حالت خواب و بیخبری چنان لذتی ببریم که حتی نخواهیم به خود اجازه دهیم که بدانیم اگر بیدار شویم نعمات بسیاری در دسترس ما قرار میگیرد و لذا ترجیح می دهیم همچنان در خواب باقی بمانیم و از شکوه و عظمتی که در بیداری آید ما می شود ناآگاه بمانیم اگر خود را به امور آشنا و خودمانی مشغول کنیم مجبور به قبول خطر و ریسک کردن نیستیم و اگر ریسک نکنیم مجبور به ایجاد تغییر و تحول در خیشتن نیستیم اگر از تغییر و تحول بپرهیزیم میتوانیم علت عدم رشد خود را به گردن جهان برون بیندازیم و این روشی راحت و بدون دغدغه است اما ما را در جای خود میخکوب میکند یعنی در جایی که به ظاهر آسوده هستیم و این موزه است که از آن به ندرت میتوانیم به خود و یا افرادی که عاشق آنها هستیم خدمتی بکنیم هنگامی که با مسائل روحی و متافیزیکی روبرو می شویم به این جهت مقاومت می کنیم که از تغییر و تحول می ترسیم. ما برای سالیان متمادی خو گرفته ایم که حتما باید چیزی را ببینیم تا باور کنیم و از این رو تنها به چیزهایی کنجکاو میشویم که حواس پنجگانه ما به آنها روی میآورند و چیزی فراسوی آن را نمیبینیم پیشنهاد می کنم که خود را از این مانع روانی نجات دهیم و با وارونه کردن آن نیروی محرکی برای تفکر عالیتری بسازیم و در عوض گفتن من هنگامی آن را باور می کنم که بتوانم آن را ببینم بگوییم هنگامی که به آن ایمان بیاورم آن را می بینم و به این شیوه این سنگ لغزنده را در زیر پای خود بدل به پلکانی کنیم. چگونه خود را از این دام رهایی بخشیم؟ به خاطر بسپارید که چگونه می توانید خود را در آن جهتی که مایل هستید بسازید و سیمای خیش را به آنچه آرزومندید بیارایید. مثلا تمرین پیانو به مدت دو ساعت در هر روز شما را در نواختن آن ماهرتر می کند. پرتاب چند توپ به بازی گلف نشانگیری شما را در این بازی بهبود می بخشد. نظیر همین تمرین ها را در جهان غیر مادی تصور کنید. هر شب قبل رفتن به خواب یک تصویر ذهنی از خیشتن به صورتی که دلخواه شماست بسازید. مثلا اگر مایل هستید تناسب اندام و هیکلی موزون داشته باشید خود را به همان صورت مجسم کنید و بگذارید این تصویر در ذهن شما ثابت شود و همین را چند بار در طول روز نیز تمرین کنید. منظور این است که ذهن خود را بر تصاویر ذهنی مثبت متمرکز کنید تا به شخص کاملی که همکنون در ذهن خود مجسم کرده اید برسید و به سوی آن و حتی بالاتر از آن رشد کنید هرگز خود را شخص ناقص و معیوبی مجسم نکنید. در ذهن خود همان تصویری از خیشتن را مجسم کنید که مایل هستید باشید و در پی آن رفتار شما خود به خود در راستای آن تنظیم خواهد شد و به همان تصویر ذهنی تحقق می بخشد. به عبارت دیگر به نحوی رفتار کنید که گویی همکنون در موضعی که آرزو می کنید هستید و رفتارتان خود به خود به آن جهت متمایل می شود. هر روز در عوض مراقبت از رفتار خود مواظب افکار خیش باشید. این تفکر شماست که احساس شما و رفتارتان را تنظیم می کند و لذا به این جنبه از هستی یعنی بود فکری خود توجه شایسته بکنید. مراقب مواقعی که افکار منفی به ذهن شما راه میابند باشید. افکاری که ویرانگرانه هستند و موجبات شکست شما را فراهم می کنند. مثلا اگر با صدای بلند فریاد بزنید من هرگز توان باز پرداخت وام های خود را ندارم و یا من هرچه سعی کنم به رقیب خود فائق نخواهم آمد این گفته ها ناشی از افکار شماست و نه از شرایط زندگی شما حال افکار خود را تغییر دهید و در عوض خود را شخصی مجسم کنید که از بار قرض آزاد است و نه کسی که تا حلقوم زیر بار قرض فرو رفته و به زودی در جهت آزاد شدن از قروز خیش رفتار خواهید کرد مثلا کارت اعتباری خود را پاره می کنید و یا وام های خود را یک جا و یک پارچه مینمایید و یا یک شغل اضافی ایجاد می کنید و دست به کارهایی می زنید که از تصوراتی که در مغز خود دارید نشعت می گیرد و یا مثلا در رابطه با روابط زناشویی به جای این تصور که همسر شما یک فرد سرسخت و اصلاح نشدنی است او را به چشم انسانی که به طریقی سعی در حل مسائل خود دارد مینگرید و یک تصویر ذهنی بر این اساس ایجاد می کنید که رابطه زناشویی شما آکنده از عشق هماهنگی و تفاهم است و رفتارتان در جهت آن تنظیم می شود. اگر با وجود تلاش در این نتیجهت نتیجه مطلوبی مطابق با تصویر ذهنی که ایجاد کرده اید نگیرید ممکن است از او جدا شوید و تنها به زندگی خود ادامه دهید یا به شخصی که با او هماهنگی بیشتری دارید نزدیک شوید یعنی در عوض اینکه همسر خود را انسانی ناسازگار و اصلاح نشدنی بدانید و به این طریق افکار خود را آشفته و پریشان کنید از خود تصویر انسانی هماهنگ میسازید و اگر از این راه موفق شدید فبها در غیر این صورت لاقل با صلح و صفا رفتار کرده اید. در هر حال روابط خود را فیصله دادید و خود را در این آشوب روانی که وضع شما را غیر قابل تحمل کرده است غرق نکرده مختصر آنکه اگر یک تصویر ایدئال و تمام و کمال در ذهن خود بسازید رفتار شما بر طبق آن اصلاح می شود و کمال می یابد کیفیت ارتباطات ما به نحو جدایی ناپذیری به تصورات و افکار ما بستگی دارند و همان چیزی را میبینیم که بر آن باور داریم توضیح مترجم شعری از حاطف اسفهانی گر به اقلیم عشق روی آری همه آفاق گلستان بینی هرچه بینی دلت همان خواهد وانچه خواهد دلت همان بینی پایان توضیح مترجم به خاطر بسپارید که شرایط محیطی شما شخصیت شما را نمی سازند بلکه هر آنچه را در شما هست آشکار می سازند. برخی افراد به من میگویند که برای من پند و اندرز دادن به دیگران پیرامون اینکه چگونه خوشبخت و ثروتمند شوند آسان است. زیرا خودم ثروتمند و معروف هستم. پاسخ من این است که احساس می کنم محیط من مرا آشکار می سازد و به این دلیل پند و اندرز نمی دهم که ثروتمند و معروف هستم بلکه چون آنچه را پند می دهم خود به کار می بندم ثروتمند و معروف شدم من همه عمر بر طبق اصولی که موعظه می کنم زیستم و همه دستوراتی را که به دیگران می دهم به کار بستم و بر این باورم که به همین دلیل است که به ثروت و شهرت رسیدم و این دو جزئی ای از زندگی من شدن به زندگی خود به هر وضعی که هست خوب یا بد نظری بیافکنید. به روابط خود، به وضع مالی، به درجه نیکبختی و به وضع سلامتی خیش. حال سعی در فهم این نکته کنید که این شرایط محیطی چه چی چیزی را در مورد شما آشکار می سازند. ارتباط و اثرگذاری خود را بر این شرایط تصدیق کنید و آن را باستابی از تفکر و در نتیجه رفتار بر اساس این تفکر بدانید. شما می توانید قدرت تجسم و تصور خود را به کار بندید تا تصویر ذهنی خیش را پایدار کنید و رشد دهید و به آن تصویری برسید که بر پرده زمیر خود نقاشی کرده اید و یا برعکس آن را تخریب کنید و محو سازید شما همان چیزی هستید که همه ی روز پیرامون آن می اندیشید. حتی اگر درباره مردمانی فکر می کنید که لخت و اوریان در شرایط نامطلوب و زشت و ناپاک یافت می شوند، بدانید که این گونه افراد بیش از همه نیاز به شنیدن و باورآوردن آنچه می نویسم دارند و اگر به طریقی بتوانند تصویر نومید کنندی درونی را که از خود ساختند تغییر دهند و بدل به تصویری با شکوه تر کنند و از تصور چیز دیگری خودداری ورزند می توانند به نحوی تصویری را که از خود ساختند در جهان مادی تحقق بخشند. نمونه های از این تحولات را می توان در اشخاصی مشاهده کرد که از شرایط نومید کننده و از خود گریختند و گزارش کردند که تغییر باورهای آنها از خیشتن نیروی محرکه و برانگیزنده پیشرفت آنها بوده است. سانیان توجه کنید که شما آن شخص بدبخت نیستید شما فردی هستید در اینجا حی و حاضر و ساخته و پرداخته آن تصاویر پیشینی که از خود ترسیم کرده اید و حال می توانید تصویر تازه تری از خیش نقاشی کنید از جمله تصویری از خیشتن که در حال کمک رسانی به دیگران است آن دیگرانی که نیازمند به این کمک ها هستند و اگر منظور شما در این جهت باشد توانایی آن را دارید. هر روز به خاطر داشته باشید که افکار تابع افکار تابع محدودیت های زمانی و یا روابط علت معلولی و یا آغاز و پایان و یا سایر قوانین حاکم بر جهان مادی نیستید. به عبارت دیگر در قلمرو کیهانی افکار و اندیشه ها حد و مرز ندارند در سایه آگاهی شما می توانید در این قلمرو در این قلمرو با هر کس ملاقات نمایید و هر گونه رابطه ای را می توانید برقرار کنید و شما می توانید این روابط را به سوی خود بخوانید با به یاد داشتن این حقیقت که هر کس در زندگی شما یک موجود الهی و آفریده پروردگار است که دارای روانی هوشمند در پس جسم خاکی خود می باشد. افرادی که مورد عشق شما هستند همه همانند شما در داشتن جسم خاکی مشترکند و به خداوند پیوند دارند و روح کامل و متعالی خداوند در همه جسم ها نفوذ دارد و از طریق این روح متعالی می توانید به آنها مربوط شوید و قلب خود را به قلب آنها از طریق این نور الهی و از درون این جسم خاکی پیوند دهید و خواهید دید که کیفیت رابطه شما با دیگران با این روش بهبود مییابد و به همین نحو می با افراد ناشناس نیز مربوط و دوست شوید و همه افراد را اجزای این نیروی اسرارآمیز خارق‌العاده و شگفت انگیز بدانید که در هر یک از ما نهفته است و به همه افراد به عنوان آفریدگان دستگاه الهی و بندگان خدا بنگرید و با این روحیه با آنها برخورد کنید. هفت اصل بدل شدن به یک رویابین بیدار را مطالعه کنید و هر روز هفته یکی از آنها را به کار بندید و این نمونه است از شیوه دست یابی به واقعیت خیشتن. در هفته ای که فرا می رسد جمعه در جهان چیزی به نام زمان وجود ندارد. این روز را در خارج از شهر در طبیعت بگذرانید به سوی بالا بنگرید سعی در درک ابدی بودن جهان کنید مبنی بر اینکه این جهان را پایانی نیست و برای همیشه ادامه دارد زیرا عقل ما هم به ما چنین حکم می کند که این جهان برای همیشه پایدار خواهد بود در این صورت می توان گفت که همکنون تکامل یافته است و همانطور که به نظر می رسد بسیار اسرارآمیز و درک آن فوق تصور است و چون همکنون کامل است زمان معنا نمی یابد و زمان تنها اختراع و ابداع ذهن آدمی است برای کمک به سامان دادن امور زندگی و حفظ روند کارها ابدیت به معنی همیشگی و بدون زمان است فقط ابدی فقط همیشه و دیگر هیچ حال میخواهیم بدانیم که در جهان ابدی و بدون زمان بهرهای که میتوانیم بگیریم این است که دیگر غرق در مشغله و گرفتاری و پریشانی خاطری که از اندازگیری زمان و ساعت و دقیقه و ثانیه ناشی می شود نیستیم و کهنگی و پیری از زندگی ما حذف می شود. دست خوش برنامه ریزی زمانی عجله و رفتار وسوسامیز بر طبق جدول زمانبندی نمی شویم و اسیر و برده آن نیستیم. در جهان تکامل یافته ای هستیم که می در آن آهسته و با صبر و حوصله زیست کنیم و از آن لذت ببریم در یک جهان بی نهایت و بی زمان یک زندگی 90 ساله همانند یک خواب 9 ساعت است انشتن فرمول ریاضی آن را ارائه داد و فلاسفه از بدو تاریخ بشریت تا کنون آن را یادآور شدند انجیل انباشته از اشاره های متعدد به ابدیت جهان است زندگی خاکی شما باید مورد احترام باشد و همچون موجود مقدسی از آن تجلیل شود اما نباید تقسیم بندی جز جز و یا محاسبه شود از اسارت در زمان آزاد شوید و به طور کامل در لحظه زندگی کنید تنها زمانی که در اختیار دارید همین لحظه است همکنون یعنی تنها واحدی که در زندگی کارایی دارد توضیح مترجم خواجه عبدالله انصاری در اصالت لحظه میگوید دیروز که گذشت باز نیاید فردا را اعتماد نشاید لحظه را دریاب که دیری نپاید خیام میگوید روزی که گذشت از او دگر یاد مکن فردا که نیامده است فریاد مکن برنامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر برباد مکن حافظ میگوید بعد از این از بد و نیک هرچه رسد ای حافظ غم مخور شاد بزی زان جهان در است و مولوی میگوید هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا پایان توضیح مترجم شنبه چیزی به نام علت و معلول وجود ندارد امروز سعی در فهم معنی بودن یا زیستن بکنید شما در درجه اول یک انسان و یک بنده خدا هستید اصالت در هستی شماست و آنچه دارید و یا از شما بروز می کند ناشی از هستی شماست لذا یک اثر ثانویه و فرعی است از این جهت هستی شما مطرح است و نه تلاش شما جسم شما از قانون علیت پیروی می کند در حالی که روان و موجودیت غیرمادی شما تابع این قاعده نیست و مانند زمانی است که در عالم رویا هستید در خواب شما در هر جا می توانید باشید و افکار شما مستقل از یکدیگرند می توانید به وسیله پیوند و اتصال با گوهر انسانی نامرئی خود قانون علت و معلولی را از زندگی بزودایید. مثلا مجبور نیستید به همان کاری بپردازید که برای آن تربیت شده اید و یا اگر همکنون در این کار هستید آن را ادامه دهید تنها به اعتبار اینکه در سی سال قبل که جوان بوده تصمیم گرفته بودید که در فلان رشته تحصیل کنید خود را از سیر و برده تصمیم گذشته نکنید. شما نباید زیر سلطه این باور باشید که آنچه اکنون هستید معلول تصمیم های گذشته است. شما می توانید مستقل از قوانینی که در گذشته بر زندگی شما حاکم بودند یک انسان خلاق باشید. و بدون نگرانی به آنچه دیگران میگویند و یا میکنند و یا آنچه در گذشته کرده اید یا بوده اید هر آنچه میخواهید باشید و اگر بتوانید تصور چیزی را بکنید میتوانید بدل به همان چیز بشوید و تفکر و تصور شما مشمول قانون علت و معلول نیست و به وسیله آن محدود نمیشود امروز یعنی شنبه را تمرین کنید که معلول هیچ علتی نباشید تنها خالق خالق آنچه در تصور دارید بشوید برای این کار نیاز به مشاور ندارید تنها نیاز دارید که جسم خود را با افکار خیش هماهنگ کنید و بعد خود را آزاد بگذارید که بدل به همان چیزی که در تصور دارید بشوید یک شنبه در جهان چیزی به نام آغاز و پایان وجود ندارد زندگی امروز خود را به شیوهی بگذرانید که گویی همه چیز در همین یک روز است یعنی زندگی شما ابدی است و این ابدیت در همین زمان و همین مکان و در همین لحظه خلاصه شده و به این ترتیب عامل زمان را از زندگی خود حذف می کنید و در زندگی فارغ از زمان یک روز و یک میلیون سال همانند و یکسان است. شما یک موجود ابدی هستید و بخش نامرئی یعنی روان شما که جوسی از نظام پایدار الهی است هرگز نمی میرد و با ایمان به این نکته کلیه نگرانی ها و امور جزئی از زندگی شما محو خواهد شد. وابستگی و وسوسه و هوای نفس شما به چیزهایی که هرگز به دست شما نخواهند رسید و ما شما نخواهند شد به میزان زیاد کاهش میابد. امروز که یک شنبه است در آینه بنگرید و با صدای بلند بگویید من این جسم خاکی خود نیستم و چیزی بسیار والاتر از این هستم. یک نیرو و اراده الهی هستم و نه تنها یک جسم مادی این واقعیت که در جسم رویابین خود در عالم رویا می توانید فارغ از محدودیت های زمانی آمد و شد کنید گواه بر این است که ابعاد فکری چیزی نیست که انسان از آن بترسد بلکه باید آن را بچشد و از طعم آن لذت ببرد امروز که یک شنبه است در هر لحظه از زندگی خود طوری زیست کنید که گویی ابدی است و حیات جاودانه یافته اید آن را غنیمت شمارید طعم شیرین آن را بچشید و برای هر لحظه شکر نعمت زندگی را که خداوند به شما عطا کرده به جا آورید از همین امروز این عادت را برگزینید و تمرین را آغاز کنید یکی یکی و شمرده هر یک لحظه را یک ابدیت به شمار آورید و با افکار ترسناک صبور باشید و عاشقانه برخورد کنید با ترس خود تماس بگیرید و نقش آنها را در اعلان خطر به شما از چیزی که فکر می کنند مخاطر آمیزه است درک کنید و از درک خیشتن آنها را مطمئن سازید و سپس آنها را دعوت کنید که همین امروز با شما باشند و این شیوه تازه تفکر را با ایمنی و عشق تجربه کنید و در لذت آن با شما سهیم شوند دوشنبه هر یک مشکل زندگی یک فرصت است امروز هر نوع رفتار ناخوشایند و ناموزون از سوی دیگران نسبت به خود را با خوشرویی بپذیرید و به یاد داشته باشید که این رفتارها تنها متوجه جسم شما هستند و نمی توانند به روح خداگونه شما دست یابند مگر آنکه شما خود آنها را سهیم کنید که در این صورت شما هم شاید برای اولین بار روح خداگونه آنها را در درون جسمی که برای شما نامطبوع بوده خواهید دید. از این مشکل و آزار به عنوان یک فرصت برای تماس با نفس درون خیشتن استفاده کنید. امروز سعی در دانستن این نکته کنید که ظرفیت شما در تحمل واکنش های ناخوشایند چقدر است و چه تعداد از آنها را می توانید به چیزی که ممکن است یک خیر و برکت الهی برای شما و سایر آفریدگان خداوند باشد بدل کنید. از این رویدادهای ناخوشایند به عنوان یک فرصت استفاده کنید تا آنها را بدون قضاوت پیرامون خوبی و بدی مشاهده کنید و یک ناظر عینی بیطرف نسبت به آنها باشید تا بدانید در جهان مادی چه میگذرد هر گونه قضاوت پیرامون خود و یا دیگران را کنار بگذارید و در عوض آنچه را احساس می کنید ببینید و بگذارید این احساس ها شما را آزاد کنند. و از این را در آنچه سابق مانه و مشکلی برای هماهنگی در زندگی شما بود خیر و برکت الهی دریافت می کنید. امروز که دوشنبه است شما بدل به یک رویابین بیدار می شوید و در حالی که در جسم بیدار خود هستید درست همانند زمانی که در خوابید مشکلات را بدل به فرصت ها می کنید. سشنبه. شما خود هر آنچه را برای رویای خیش نیاز دارید میآفرینید به عنوان یک رویابین از صمیم قلب میدانیم که پس از مرگ جسمانی آگاهی یا به عبارت دیگر روان ما در چارچوب ابعاد تازه‌ای به زندگی خود ادامه می‌دهد و آنچه را در حال حاضر در زمان بیداری خود داریم و یا می بینیم در آن زمان اوهام و تخیلات به نظر خواهند رسید در جسم بیدار خود درست همانند جسم رویابین خیش هر آنچه را برای بیداری خود نیاز داریم از برای خود فراهم می کنیم. حتی کسانی را که مزاحم می پنداریم از این نظر در زندگی ما پدیدار شدند که خود آنها را وارد کرده ایم و می توانیم از آنها درس های ارزشمندی بیاموزیم. امروز که سهشنبه است از خود بپرسید چرا این مزاحمین را برای خود تراشیدم و به زندگی خیش وارد کردم مسئولیت هر آنچه را در زندگی شماست به عهده بگیرید و بگویید من خود همه آنها را آفریدم این سه شنبه را اختصاص به درک نفس خیش دهید و کشف کنید که هر خوب و بدی که در زندگی شماست این خود شما هستید که آن را خلق می کنید و طوری برخورد کنید که گویی هرچه بر سر راه شما گذاشته می شود این شما هستید که آن را می گذارید و هرچه به شما می رسد از خود شما نشعت می گیرد توضیح مترجم چون نیک نظر کرد پر خیش دران دید گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست جهان آینه حسن است مطلق نبینی بد در آن گر بنگری نیک پایان توضیح هرچه بر سر ما میآید به طریقی آینه معتقدات درونی ماست هنگامی که واقعا و صمیم قلب بدانید که شما خود نقاش و ترسیم کننده همه جنبه های زندگی روزانه خیش هستید در این صورت به ناهماهنگی خود پایان می دهید و یا معنی پیامی را که این ناهماهنگی ها می فرستند کشف می کنید و اینگامی که نیازی به آموختن شیوه برخورد با ناهماهنگی درونی خود احساس نکنید از ایجاد این ناهماهنگی خودداری می کنید و در عوض به هر جا که می روید عشق و هماهنگی می افشنید امروز روزی است که باید این نکته را تمام روز در سطر آگاهی خود جای دهید